سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای آوای بوف, آبای بوف. فصل هفتم عزیز دردانه مامان در نتیجه وجود این شبکه های متقاطع و زرددری از تعامل جنسی مسئولیت والدینی مادران نیز همچون پدران تا اندازه زیادی کاهش می‌یابد. انسانشناسی به نام دونالد پولاک توضیح می‌دهد در حالی که اقوام کالینا بر این باورند که جنین اساسا از انباشت منی به زبان کالینا شیر مردان ساخته می شود رشد کودک پس از تولد را به شیر زنان نسبت می دهند پلاک ادامه می دهد نقل قول هر تعداد از زنان ممکن است از بچه پرستاری کنند به ویژه یک گروه از خواهران که وظایف پرستاری را با هم سهیم می شوند. گاهی نیز این مادر مادر است که تا زمانی که سر مادر شلوغ است بچه گریان را ساکت می کند از او پرستاری می کند حتی اگر دیگر شیری در پستان نداشته باشد. پایان نقل قول هنگامی که پولاک پرسیده بود آیا این زنان دیگر هم مادر کودک به حساب می آیند؟ به پولاک گفته شده بود البته که چنین است. نویسنده و روانشناس مالی دوما پاتریک سام که دوران کودکیش را در میان قوم داگارا در برکینافاسو گذرانده بود به یاد می آورد که چه آزادانه کودکان به داخل خانه های روستا وارد می شدند و پرسه می زدند. سام توضیح می دهد که این در کودک حس گسترده ای از تعلق داشتن ایجاد می کند و اینکه همه در پرورش کودک سهم ایفا می کنند. جدا از بسیاری مزیت‌های آشکار برای والدین، سام بر مزیت‌های روانشناختی این الگو برای کودکان تاکید می‌کند و می‌گوید بسیار نادر است که به کودک حس انزوا دست دهد یا دچار مشکل روانی شود. هر یک از کودکان کاملا آگاه است که به کجا تعلق دارد. هرچند ممکن است توصیف سام همچون یک خاطره آرمانی به نظر بیاید اما آنچه او توصیف می کند حتی امروز نیز یک وضعیت متداول از زندگی در اکثر بخش های روستایی آفریقاست یعنی جایی که کودکان مجاز هستند در خانه های بزرگ سالان غیر روستا نیز رفت آمد کنند از بی همتایی عشق مادر که بگذریم زنان و برخی مردان حتی نسبت به بچه هایی که متعلق به خودشان نیستند نیز با اشتیاق برخورد می کنند. این اشتیاق در سایر نخستی های اجتماعی نیز به چشم میخورد و اتفاقاً هیچ یک از آنها تک همسر نیستند این احساس عمیق و خواست مشترک برای مراقبت از کودکان غیرخویشاوند در جهان کنونی نیز همچنان به چشم میخورد دشواری های دیوان سالارانه ی فرزند خاندگی اگر از دردسرها و هزینه به دنیا آوردن کودک بیشتر نباشد کمتر نیز نیست با این وجود همچنان میلیون ها زوج مشتاقانه پاداش های نامعلوم را دنبال می کنند. دانشمندانی که تنها به خانواده هستهای توجه می کنند نقش محوری شبه والدین را در گونه ما از قلم می اندازند. پانویس نویسنده نقش محوری شبه والدین منظور زمانی است که افرادی غیر از والدین در نقش های والدینی ظاهر می شوند. پایان پانویس سارا بلافر هردی نویسنده ی کتاب مادران و دیگران Mothers and Others تأصف می خورد که نقل قول به اشتراک گذاری کودکان در سایر نخستی ها و همینطور در شمار فراوانی از جوامع قبیله ای هیچگاه در متون انسان شناختی به شکلی جدی مطرح نشده است. بسیاری از مردم حتی نمیدانند که چون این چیزی نیز وجود دارد. این در حالی است که مراقبت اشتراکی از نظرگاه زیست شناختی نیز برای مادر و کودک نتایج خوبی به همراه دارد. پایان نقل قول داروین این امکان تند روانه را پذیرفته بود که ممکن است برای انسانهای بارباروس نامتمدن پیوند مادر فرزند کم اهمیتتر از پیوندشان با گروه اجتماعی بزرگ بوده باشد. او در مورد استفاده عمومی از واژه های مربوط به خانواده نظیر مادر، پدر، پسر، دختر برای خطاب قرار دادن همه اعضای گروه چنین نظر می دهد. نقل قول این نحوه کاربرد واژه ها به منظور بیان پیوند با قبیله و حذف یک مادر به عنوان مادر اصلی کودک صورت می گیرد. به نظر ممکن می آید که در این قبایل نامتمدن که در معرض همه نوع خطر قرار دارند، همبستگی میان هم قبیله ها به واسطه توانی که برای محافظت و کمک متقابل افراد به یکدیگر در آن نهفته است، بسیار مهمتر از رابطه بین مادر و فرزند باشد. پایان نقل قول در قرن هفته هم، هنگامی که مبلغ یسویی پل لیجون برای یک مرد سرخ پوست در مورد خطرات رواج خیانت جنسی موعظه می کرد، اعتراف می کند که این مرد سرخ پوست با پاسخش درسی مناسب در مورد بچه داری به او داد. جون به یاد می آورد نقل قول. من به او گفتم که شایسته نیست زن شخصی غیر از شوهرش را دوست داشته باشد و اینکه بین زن او و سایر مردان شیطان حضور دارد و به این شکل نمیتواند مطمئن باشد که پسری که در کنارش ایستاده است فرزند واقعی اوست یا نه او پاسخ داد معنی این حرف را نمیفهمم شما فرانسوی ها تنها به فرزندان خود عشق میورزید اما ما عشق خود را از هیچ کدام از فرزندان قبیله مان دریغ نمی کنیم. پایان نقل قول. اگرچه این برای اکثر ما بدیهی می نماید اما حتی درک انسان از نظام خیشابندی زیستیش نیز یکی دیگر از همین موارد وابسته به فرهنگ است. ما به سادگی این طور گمان می کنیم که برداشتی که از خانواده داریم چیزی ازلی ابدی و جهان شمول است. اما همانطور که دیدیم حتی در مورد این مسئله ظاهرا واضح که یک زن با یک بار آمیزش جنسی نیز می تواند باردار شود بین همه ی انسان ها توافق وجود ندارد. مفهوم یک مادر به ازای هر فرزند حتی در جوامع غربی نیز با مشکل روبروست. ویلیام سانتان متخصص سرشت انسان در وبسایت slate.com s l a t e می نویسد نقل قول مادری در حال فروپاشی است شما می توانید یک مادر ژنتیکی داشته باشید یک مادر که شما را به دنیا بیاورد یک مادر که شما را بزرگ کند و بقیه آن را خدا میداند و وقتی یکی از مادران شما مادر بزرگتان باشد مسئله گیج کننده تر نیز می شود سالتان با صحبت از مادران جانشین که جنین زن دیگری را در رحم بزرگ می کنند استدلال می کند که قابل فهم است اگر مادر آن زن پیشنهاد مراقبت از بچه را بدهد نقل قول هنگامی که این مادر جانشین مادر بزرگ آن جنین باشد موضوع کمتر گیج کننده است زیرا مادر بزرگ و مادر هر دو با یکدیگر و با جنین اشتراک ژنتیکی دارند به این شکل احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانند از پس کارها به خوبی برایند و برای کودک یک محیط خانوادگی باثبات فراهم کنند. پایان نقل قول به شکل مشابهی با گسترده شدن فرزند خاندگی، خانواده های التقاطی که بر اثر ازدواج مجدد به وجود می و فنونی نظیر اجاری رحم، اهدای اسپرم و نگهداری تبریدی از رویان شاید بتوان گفت که انسان هوشمند به شکلی شتابناک در حال دور شدن از ساختار خانواده سنتی و شاید به سوی الگویی منعطفتر و یادآور گذشته دور است باور به پدری اشتراکی باعث گسترش حس پدری در گروه می شود اما این تنها یکی از سازوکارهای فراوانی است که به افزایش انسجام گروه می انجامد. انسانشناسان خبر از وجود جوامع بیشماری می دهند که در آنها نامگذاری های آینی و پیوندهای های تعهداتی تر از پیوندهای خونی بین افراد آن جامعه ایجاد می کند. انسانشناسی به نام فیلیپ اریکسون با اشاره به قوم ماتیس که مدتی با آنها زندگی می کرد می نویسد نقل قول. وقتی صحبت از تعریف پیوندهای خیشاوندی به میان می آید، روابط مبتنی بر مراسم نامگذاری نسبت به هر گونه ملاحظات دیگر نظیر ارتباطات دودمانی در اولویت قرار دارد. وقتی مسئله‌ای به وجود می آید به اشتراک گذاری نام از اولویت برخوردار است. برخی انسان این پرسش را مطرح می کنند که آیا اساسا مسئله خیشاوندی هر طور که تعریف شود یک مفهوم مهم در جوامع همبسته به شمار می آید؟ آنها استدلال می کنند که آنجا که هر کس در چنان جامعه کوچکی احتمالا با دیگری به شکلی خیشاوند است، خیشاوندی در قالب سیالتری سنجیده می شود، نظیر دوستی یا داشتن شریک های جنسی مشترک. همانطور که داروین متوجه شده بود حتی مستقیم ترین و بیواسط ترین واژگان مرتبط با خویشاوندی نیز تحت تأثیر ویژگی‌های های فرهنگی است. جانت چرنلا می گوید نقل قول در یک طایفه بومی از تمامی مردان و جوانان انتظار می رود نسبت به همه کودکان رفتار پدرانه داشته باشند. همه مردان طایفه در جنبه های مختلف مراقبت نظیر حمایت عاطفی و تغذیه کودکان مشارکت می کنند. پایان نقل قول وانسالی انسانشناس بر مبنای تجربیاتش در میان اقوام مبنگوک می نویسد نقل قول میزان و گسترش مسئولیت امری تعریف شده توسط جامعه است و نباید آن را چیزی عینی و مطلق بنداشت پایان نقل قول در میان اقوام توکانوان برادران تایفهی برای فرزندان خود و یکدیگر به طور جمعی غذا تهیه می کنند. از طریق ادغام دستاورد روزانه هر فرد مذکر عموما برای تمامی کودکان دهکده نیرو میگذارد هم برای زادگان خود و هم برای زادگان برادرانش این رویکرد به بچه داری به قبایل آفریقا یا آمازونیا محدود نمی شود. دزد موریس بعد از ظهری را به یاد می آورد که با یک راننده کامیون زن در پولینزی گذرانده بود. این زن به موریس گفته بود که نه بچه دارد که دو تا از آنها را به یک دوست نازا داده است. وقتی موریس پرسیده بود بچه ها درباره این موضوع چه حسی دارند زن گفته بود این برای آنها اصلا اهمیتی ندارد زیرا همه ما بچه ها را دوست داریم موریس به یاد میآورد نقل قول این آخرین نکته از آن نظر جالب توجه بود که وقتی ما به روستا رسیدیم زن وقت خود را با گروهی از کودکان خردسال سپری کرد با آنها در شمن دراز کشید و مشغول بازی شد دقیقا مثل اینکه آنها کودکان خود او هستند آنها او را در لحظه میپذیرند بدون هیچ پرسشی و یک رهگذر هرگز آنها را چیزی جز یک خانواده طبیعی که مشغول بازی با یکدیگرند نمی‌بیند. پایان نقل قول یک خانواده طبیعی شاید چنین جوامع و چنین خانواده هایی که در آنها بین بزرگسالان و کودکان غیر خودی پذیرش متقابل وجود دارد کودکان تمامی مردان را پدر و تمامی زنان را مادر خطاب می کنند جمعیت به قدر کافی کوچک و منزوی است تا بتوان هیچ کس را قریب در نظر نگرفت و روابط جنسی متقاطع و التقاطی باعث می شود که قطعیت پدری ناشناخته باشد و در این حال این موضوع مشکل ساز نیز نباشد. شاید برای گونه ما ساختار طبیعی خانواده چون این ساختاری باشد. آیا ممکن است انزوای اتموار موجود در خانواده هسته ای متشکل از زن و شوهر که یک یا دو فرزند هولانها گردش می کنند در حقیقت انحرافی باشد که از نظر فرهنگی به گونه ما تحمیل شده است؟ به همان اندازه که کرست ها و کمربند های نجیب ماندن و پوشش های زرهی برای جلوگیری از تماس با آلت خیش در تقایر با گرایش های طبیعی ما هستند؟ جرأت می کنیم و میپرسیم آیا واقعا مادران، پدران و کودکان برای نوعی از ساختار خانواده ساخته شده اند که به واقع برای هیچ یک از آنها رضایت بخش نیست؟ آیا نمیتوان گفت که پدیده های معاصر نظیر متلاشی شدن خانواده ها بحران مراقبت والدینی و کودکانی گیج و بیتفاوت همگی پیامدهای قابل پیش بینی یک ساختار تحریف شده و تحریف کننده از خانواده است که با ویژگی های گونه ما نامتناسب است زوب شدن هستی اگر خانواده مستقل و منزبی هستی حقیقتا ساختاری است که بیش از همه به طبیعت انسان نزدیک است پس چرا جوامع و ادیان معاصر در تلاشند تا آن را به زور معافیت های مالیاتی و قوانین حمایتی و همینطور نامشروع ساختن زوجهای همجنسگرا با هر الگوی دیگری غیر از ازدواج سنتی حفظ و تقویت کنند. می توان بپرسید که اصولا چرا ازدواج یک مورد قانونی است جدا از ارتباطش با قوانین مهاجرت و مالکیت چرا چیزی که به اصطلاح این قدر در سرشت انسان ریشه دارد نیازمند چنین حمایت قانونی سفت و سختی است علاوه بر این اگر مثلث هسته‌ای چنین عمیق در سرشت ما نهفته است چرا روز به روز تعداد کمتری از ما این الگو را برای زندگی انتخاب میکنیم؟ در ایالات متحده آمریکا درصد خانوارهای هسته ای از دهه 1970 تا امروز از 45 درصد به 23.5 درصد کاهش یافته است. در سال 1930 زوجهای ازدواج کرده با یا بدون فرزند تقریبا 84 درصد از تمام خانوارهای آمریکا را تشکیل میدادند. اما آخرین اعداد و ارقام کمتر از 50 درصد را نشان میدهد. در حالی که تعداد زوجهایی ازدواج نکرده ای که با هم زندگی می کنند همچون قاش در حال افزایش است. از 500 هزار زوج در 1970 به ده برابر آن در سال 2008. پیش از آنکه برانیسلاو مارینوفسکی 1884 تا 1942 برجسته ترین و با نفوذترین انسانشناس زمان خود موضوع را خاتمه یافته اعلام کند، بر سر اینکه آیا الگوی مادر پدر فرزند حقیقتاً سلول ابتدایی جهان شمول برای سازماندهی اجتماعی انسان است یا نه مجادلات بسیاری وجود داشت مالینوفسکی دیدگاه مورگان مبنی بر اینکه جوامع در گذشته به شکلی غیر هسته‌ای سازمان بندی می‌شدند را به تمسخر گرفت و نوشت نقل قول واضح است که در آغاز این بازیگران سه نفر هستند پدر مادر و فرزندشان این اصل بیچون چرا صحیح نقطه شروع مناسبی برای تفسیری جدید از فرضی مرگان درباره الگوی رایج ازدواج در دوران ابتدایی است. کاملا روشن است که ازدواج گروهی بچهداری گروهی را ایجاب می کند و بچهداری گروهی یک فرضیه تقریبا غیرقابل قابل تحمل است. این نتیجه گیری منجر به چنین ادعای مزهکی شده است که یک تایفه با یک تایفه ازدواج می کند و یک تایفه جدید به دنیا میآید. و اینکه یک تایفه همچون یک خانواده یک گروه تولید مثلی است از من است پایان نقل قول یک اصل بیچون و چرا صحیح یک فرضیه غیرقابل تحمل ادعای مسحک به نظر میرسد مالینوفسکی شخصا از اینکه مرگان در جهان شمولی و طبیعی بودن ساختار مقدس خانواده هستهای تردید کرده است رنجیده بوده است در همان زمان چند ساختمان آن طرفتر از کلاس های درس مالینوفسکی در لندن تعداد بیشماری از کودکانی که وجودشان مثال نقضی دندان شکن برای اصل بیچون و چرای مالینوفسکی محسوب می و در یتیم خانه ها به معنایی در حال قربانی شدن در راه حق بودند. در ایالات متحده آمریکا نیز وضعیت بهتر از این نبود. در سال 1915 پزشکی به نام هنری چاپین از ده یتیم خانه بازدید کرد و دریافت که در نه تا از آنها همه کودکان پیش از سن دو سالگی می میرند. همه ی کودکان. این سرنوشت تاریک در انتظار کودکان سرتاسر اروپا نیز بود. برای مثال دوریس تراکر در سرگذشت خود که مربوط به یک زندگی طبقه متوسط در اوایل قرن بیستم در آلمان است، دهکده ی آنجل میکر را توصیف می کند که کودکان مادران ازدواج نکرده به آنجا فرستاده می شدند و این کودکان در آنجا آنقدر گرسنگی داده میشدند تا جان می باختند. در حالی که مادر مجرد و حالا فرزند مرده به عنوان دایه به خانواده های طبقه بالا کرایه داده میشد چه روش کارآمدی کودککشی گسترده محدود به روزگار مانیوفسکی نبود برای قرنها میلیونها کودک اروپایی در جبه های چرخانی که در دیوارهای یتیمخانهها وجود داشت قرار داده می شدند. این جبه ها طوری طراحی شده بود تا فردی که کودک را رها کرده بود ناشناخته بماند اما این جبه ها محافظت چندانی از خود نوزاد نمی کرد میزان بقا در این موسسات تنها کمی بیشتر از زمانی بود که جبه ها مستقیما به مراسم کفن و دفن فرستاده می شدند این موسسات نه تنها مکان هایی برای شفای کودکان نبودند بلکه کشتارگاه هایی وابسته به حکومت و کلیسا بودند که از طریق آنها کودکانی که وجودشان در ذهن افراد پرسش چالش برانگیز در مورد طبیعی بودن الگوی خانواده هسته ای ایجاد می کرد در یک فرایند کودکشی صنعتی از صحنه خارج می مورخی به نام رابرت اس مک الوین در کتابش به نام بذر هوا، زیست شناسی و سیر تاریخ چند تایی از این ادعاهای مزهک را بررسی می کند و می نویسد نقل قول روند عمومی در تکامل انسان به شکلی انکارناپذیر به سمت زوجهای دوتایی و خانواده های با دوام است. پایان نقل قول او تاکید می کند نقل قول استثناها را که کنار بگذاریم جفت شدن دو نفره البته اغلب همراه با برخی اشتباهات به ویژه از سوی مردان و خانواده را می توان از جمله مشخصه های جهان شمول گونه انسان دانست. پایان نقل قول تاکید از ماست. دقیقا همینطور است تمامی اشتباهات و استثناهای فراوان را فراموش کنید آنگاه به یک قانون واقعی قوی می رسید. علا شواهد و مدارک روزافزون که خلاف دیدگاه مالینوفسکی را نشان می دهد، همچنان دیدگاه مالینوفسکی در عمق فرضیات علمی و دیدگاه های عوام در مورد ساختار خانواده جا خوش کرده است. در حقیقت تعریف خانواده در جوامع غربی بر دیدگاه مالینوفسکی استوار است که پافشاری می کند که در همه جوامع هر کودک همواره تنها یک پدر داشته است. اما اگر دیدگاه مارینوفسکی روزی پیروز شده است و قائل خاتمه یافته است، پس چرا کتاب نبوغامیز مورگان همچنان برای توهین بیشتر از زیر خاک بیرون کشیده می شود؟ لورا بتزیگ انسانشناس مقاله‌ای در مورد فروپاشی ازدواج می نویسد و اظهار می کند که نقل قول خیالبافی بافی مورگان در مورد ازدواج گروهی در مواجهه با شواهد و مدارک از دور خارج شد و امروز یک قرن پس از مرگان همه بر سر این موضوع توافق دارند که ازدواج تک همسری تقریبا یک امر جهان شمول برای انسان است درست همانطور که هر رفتار دیگری میتواند چنین باشد اما در حقیقت فهم مرگان از ساختار خانواده خیال بافی نبود نتیجه گیری او مبتنی بر دهها سال مطالعه و پژوهش میدانی گسترده بود بعدتر که بادهای موافق از قایق بتریگ روگردان می شود اعتراف می کند که نقل قول با این وجود همچنان معلوم نیست که چرا ازدواج چونین همه شمول و گسترده است. پایان نقل قول بسیار خوب، پس این در حال حاضر یک راز است. در ادامه خواهیم دید که دلیل این که شناسان به هر جامعه گرند چیزی جز ازدواج نمیابند اساساً به این برمیگردد که آنها معلوم نکردند منظور از ازدواج چیست؟ پایان فصل هفتم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل هشتم ابهام در مفهوم ازدواج جفتگیری و تکمسری ازدواج طبیعی ترین وضعیت بشر است و از همین روست که بیش از همه احتمال دارد شما را به خوشبختی برساند بنجامین فرانکلین عشق یک امر آرمانی است ازدواج یک امر واقعی آمیختن یک امر واقعی با یک امر آرمانی هرگز بدون عواقب نیست. یوهان ولفگانگ فونگوته هنگامی که آلبرت اینشتین مطرح کرد که ای مساویس با MC2 هیچ فیزیکدانی از دیگری نپرسید که معنی ای چیست؟ در علوم محض چیزهای مهم با اعداد و نمادهایی از پیش تعیین شده بیان می شوند و حتی عبارتسازی های نادقیق به ندرت منجر به سردرگمی می شود. اما در علوم تفسیری نظیر انسانشناسی، روانشناسی و نظریه های تکاملی سوء تفسیر و بدفهمی امری متداول است. برای نمونه عبارت های عشق، لاو و عشقبازی لاست را در نظر بگیرید. پانویس مترجم در معادل گذاری های واجه های مورد اشاره نویسنده در این دو صفحه سعی بر این بوده که از واجه های نسبتا مشابهی که در زبان فارسی چون ابهامی را ایجاد می کنند استفاده شود. از این رو معادل ها از نظر معنایی به طور نعل به نعل منطبق بر واجه های انگلیسی نیستند. با این وجود برای رعایت امانتداری نسبت به متن اصلی معادل انگلیسی واجه های مذکور در پانویس آورده شده است. پایان پانویس. عشق اشخ و عشق بازی به همان اندازه از هم متفاوتند که شراب قرمز و پنیر آبی بلوچیز. اما از آنجایی که به کار بردن آنها در کنار یکدیگر خوش قیافه و وزین است آنها در ترکیب های حیرت انگیز و نیچ کننده با یکدیگر به کار برده می شوند. در متون روانشناسی تکاملی در فرهنگ مشهور در دفاتر سلیقه مشاوره برای ازدواج در دروس مذهبی در گفتمان سیاسی و در زندگی خودمان عشق به کسی غالبا با عشق بازی با او اشتباه گرفته می شود و شاید حتی برای جوامعی که بر تک همسری دراز مدت و از نظر جنسی انحصاری پافشاری می کنند این ابهام مشکل سازتر است و شکل منفی این ابهام نیز در آنها صادق است یعنی عشق بازی نکردن با کسی به غلط به عنوان نشانه ای از نداشتن عشق به او تعبیر می شود ما این موضوع را در جلد پنجم بررسی خواهیم کرد کارشناسان غیر آمدانه به این ابهام واژگانی دامن میزنند. کتاب هلن فیشر به نام آناتومی عشق که پیشتر با آن اشاره کردیم بیشتر با سحیم شدن مسئولیت والدینی برای اولین سالهای تولد کودک سر کار دارد تا با رابطه والدین به یکدیگر اما ما نباید فیشر را مقصر بدانیم چرا که این خود زبان است که مشکل دارد ما میتوانیم با کسی بخوابیم بدون اینکه حتی یک لحظه چشمانمان را ببندیم وقتی میخوانیم که یک سیاست مدار با یک تنفروش عشق بازی مید لاو کرده است ما میدانیم که بین آنها چندان خبری از عشق نیست وقتی اعلام میکنیم که تا به حال چند تا معشوق لاورز داشته ایم آیا منظورمان این است که تا به حال این لاو عاشقشان چند نفر شده ایم؟ به طرز مشابه وقتی با کسی میت جفتگیری میکنیم آیا این ما را تبدیل به میتس جفت میکند؟ به یک مرد عکسی از یک زن خوشبر رو نشان دهید و از او بپرسید که آیا دوست دارد با آن زن جفت میت with هر شود؟ بعید است که مرد پاسخ دهد. حتما. همچنین به احتمال زیاد چیزهای نظیر ازدواج، کودکان و چشمانداز یک آینده دراز مدت با یکدیگر هرگز به ذهنش خطور نخواهد کرد. همه میدانند که اینها واجه های دل برای اشاره به طیف تقریبا نامحدودی از موقعیت و روابط است همه به نظر می رسد متوجه این موضوع می شوند جز متخصصان. به نظر می رسد بسیاری از روانشناسان تکاملی و سایر محققان واجه های عشق داشتن، لاو و عشق بازی، سکس را مترادف یکدیگر میدانند. و همینطور واجه های جفتگیری، میتینگ و جفت شدن، کاپیولیتینگ را نیز هم معنی می دانند. ناتوانی در تعریف دقیق واجه ها غالبا منجر به سردرگمی شده و به سوگیری ها و تعصبات فرهنگی اجازه می دهند تا تفکر ما در مورد سرشت جنسی انسان را آلوده کند. بیایید از درون این کاموای گره خورده ی واجه ها به بیرون نقب بزنیم. ازدواج، الگوی بنیادی گونه ی انسان، رابطه نزدیک نرماده که جانورشناسان آن را پیوند زوجی لقب دادهاند در گوشت و استخوان انسان جای دارد من بر این باورم که این بیش از هر چیز دیگر ما را از میمونهای انسان نما متمایز میکند فرانس دوال اکثر زوجها مرا یاد اورانگوتانی میاندازند که سعی میکند ویالون بنوازد هونر د بالزاک نقدقه های بنیادی روانشناسی تکاملی برشمردن مشخصه های جهان شمول انسان است هدف کلی این شاخه متمایز کردن الگوهای ذاتی ادراک، شناخت و رفتار از الگوهایی است که در سطح یک فرهنگ یا شخص تعیین می شوند. مثلا آیا شما به این دلیل بیسبال دوست دارید که با پدری بزرگ شده اید که بیسبال تماشا می کرده است یا به این دلیل که تماشای گروه های کوچکی از مردان که برای رسیدن به هدفی با یکدیگر نقشه می ریزند و همکاری می کنند با یک قسمت بسیار کهن در مغز شما مرتبط است؟ این یکی از آن نوع پرسش هایی است که روانشناسان تکاملی به بررسی آن علاقمندند. از آنجایی که روانشناسان تکاملی تماماً به دنبال نشان دادن یک پارچگی روانی انسان هستند و از آنجایی که برای کشف خصلت های همراستا با جهتگیری های سیاسی معین، فشار سیاسی و حرفه‌ای قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، خوانندگان بایستی در مورد قبول مباحثی نظیر جهان شمول های انسانی با احتیاط عمل کنند. در اغلب موارد این گفته ها بی اساس هستند و در برابر موشکافی دوام نمی آورند. یکی از موارد جهان شمول انگاشتن ازدواج در انسان و همهگیری خانواده هسته است. ظاهرا تردید یا به پرسش گرفتن این موضوع که سنگ بنای روایت مرسوم از تکامل جنسی انسان نیست به شمار می رود جزء مسائل ممنوعه به شمار می رود. در قالب واژگان مالینوفسکی این مسئله ای بیچون چرا صحیح است اگرچه این باور حتی پیش از ظهور داروین نیز باور غالب بوده است اما رابرت ترایورز زیستشناس تکاملی در مقاله در حال حاضر کلاسیکش تحت عنوان سرمایه گذاری والدینی و انتخاب جنسی که در سال 1972 منتشر شد جهان شمولی ازدواج را به عنوان مبنای اکثر نظریه های مربوط به تکامل جنسی انسان معرفی و تثبیت کرد یادآوری می‌کنیم که بر مبنای این نظریه ها ازدواج یک مبادله بنیادی است که در بنیان تکامل جنسی انسان قرار دارد. دزموند موریس در مجموعه تلویزیونیش تحت عنوان حیوانی به نام انسان که از بی بی سی پخش می شود دائما مطرح می کند که پیوند دوتایی الگوی بنیادی گونه انسان است. مایکل گیگلیری زیست شناس و مورید جین گودال می نویسد نقل قول ازدواج کهنترین قرارداد انسانی است. مردان و زنان در تمامی جوامع به شکلی تقریبا شبیه به هم ازدواج می کنند. ازدواج یک جفت شدن دائمی بین یک زن و یک مرد است که در آن زن به پرورش کودکان میپردازد و مرد منابع مورد نیاز را تأمین می کند و از زن و فرزند دفاع می کند. پایان نقل قول دیکلیری نتیجه گیری می کند نقل قول نهاد ازدواج کهنتر از دولت کلیسا و قانون است. پایان نقل قول عجب الگوی بنیادی کهنترین قرارداد انسانی چطور میتوان با چنین استدلال های قدرتمندی رویارو شد اما بد نیست تلاشی بکنیم چرا که استفاده سهل از واژه ازدواج در متون انسان شناسی باعث شده است تا کسانی که به دنبال فهم رابطه بین ازدواج و خانواده هستهی با سرشت انسان هستند عمیقا دچار سرگردانی شوند همانطور که خواهیم دید از این واژه برای اشاره به همه نوع روابط استفاده شده است. مردید اسمال نخستی شناس در کتابش به نام انتخاب ماده Female Choices که به بررسی مسائل جنسی جنس ماده نخستی ها می پردازد، به سردرگمی اشاره می کند که در نتیجه استفاده از واژه کانسورتشیپ همنشینی در معنای غیر از معنی اصلیش ایجاد شده است. یک مورد برجسته دیگر از سردرگمی ناشی از واجه های چند پهلو. سمال توضیح می دهد واجه همنشینی در ابتدا برای اشاره به پیوند جنسی نزدیک بین نر و ماده در های ساوان استفاده می و بعدا استفاده از این واژه به روابط سایر زوجهای جفتی نیز گسترش یافت. سمال می گوید این تعمیم معنا شناختی یک اشتباه بود زیرا محققان این طور گمان که همه نخستی ها در همین الگوی همنشینی رابطه می گیرند و این طور شد که این واژه را برای اشاره به هر جفتگیری کوتاه مدت یا بلند مدت انحصاری یا غیر انحصاری به کار بردند. این اقدام مشکل ساز بود زیرا آنچه در ابتدا قصد داشت یک رابطه نرماده معین را توصیف کند که تنها در روزهای حول و هوش تخمک گذاری دوام دارد تبدیل به یک واژه فراگیر و عمومی برای جفتگیری شد و در حال حاضر هنگامی که یک ماده به عنوان همنشین خطاب می شود هیچ کس به اهمیت جفتگیری های متعدد او با سایر نرها پی نمی برد. خوان رافگاردن شناس متذکر شده است که در مورد ارزش های حاکم بر جفتگیری در انسان و تعمیم آن به سایر حیوانات نیز کاربرد مشکل ساز مشابهی وجود دارد. او می نویسد متون اولیه در مورد انتخاب جنسی آمیزش جنسی خارج از ازدواج را به عنوان تقلب در پیوند زوجی توصیف می کردند. به چنین نری زن قهبه می گفتند و به فرزندان به وجود آمده در نتیجه آمیزش جنسی خارج از ازدواج نامشروع یا حرامزاده گفته می شد. و ماده ای که در جفتگیری های خارج جفتی شرکت نکند نجیب خوانده می شد. این دستگاه واژگانی پر از سوگیری و ارزش کارش به جایی رسیده است که ارزش های حاکم بر جوامع غربی معاصر را به حیوانات نیز تعمین می دهد. در واقع مسئله این است که وقتی از واجه ها و برچسب آشنا استفاده می شود، شواهد و مدارک حمایت کننده بیشتر به چشم مخاطب می آیند تا شواهد و مدارک باطل کننده. به این فریند در روانشناسی سوگیری تایید confirmation bias گفته می شود. وقتی الگویی در ذهن داریم به شواهد و مدارکی که از الگوی ما حمایت می کنند در مقایسه با شواهد و مدارک مخالف هم بیشتر توجه می کنیم و هم بهتر آنها را به خاطر می سپاریم. در این راستا پژوهش‌های های پزشکی معاصر سعی دارند با استفاده از روش دولایی دبل بلایندد در تمامی پژوهش‌های های جدی این سوگیری ها را از بین ببرند. در این روش نه محقق و نه فرد مورد آزمایش هیچ یک خبر ندارند که کدام قرص ها حاوی داروی واقعی است و کدام ها صرفا دارو نما هستند به بحث اصلی برگردیم داستان از این قرار است که انسان بدون به دست دادن تعریفی روشن از آنچه به دنبالش هستند ازدواج را در هر کجا که جستجو کردهاند یافتند جورج مرداک انسانشناس مشهور آمریکا در پژوهش کلاسیکش در حوزه انسانشناختی بین فرهنگی مدعی شد که خانواده هسته یک مشخصه جهان شمول گروه بندی اجتماعی است. او تا آنجا پیش رفت که عنوان کرد ازدواج در تمامی جوامع انسانی به چشم می‌خورد. اما همانطور که دیدیم پژوهشگرانی که سعی در توصیف سرشت انسان دارند شدیدا مستعد آلوده بودن به تعصبات و سودگیری های فرهنگی هستند گرایش ناخودآگاه به کشف مشخصه هایی که به نظر آشنا می آیند و بنابراین جهان شمول جلوه دادن مشخصه های اجتماعی معاصر و ناخواست چشم بستن بر حقیقت روزنامه‌نگاری به نام لوئیس مناند در نوشته‌ای در نیویورکر به این موضوع اشاره می‌کند و می‌نویسد نقل قول علوم مرتبط با سرشت انسان تمایل دارند تا فعالیت ها و ترجیحات همان حکومتی را معتبر بدانند که از آنها حمایت می کند. در حکومت های تمامیت خواه، مخالفت و اختلاف نظر به عنوان یک بیماری ذهنی معرفی می شود. در حکومت های نژادی نجادی، تماس های بین نژادی چیزی غیر طبیعی قلم داد می شود. در حکومت های بازار آزاد، دنبال کردن نفع شخصی چیزی اجتناب ناپذیر و تغییر ناپذیر معرفی می شود. پایان نقل در هر یک از این موارد آنچه رفتار طبیعی خوانده می شود تقویت و تشویق می شود و آنچه غیر طبیعی معرفی می شود انحراف در نظر گرفته شده و ترد و تنبیه می شود. دو بیماری به نام های دراپتومانیا و دایستیزیا ایتیوپیکا اختلال حواس جسمانی که در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است به خوبی بیانگر این موضوع هستند. این بیماری ها هر دو در سال 1851 توسط دکتر سامول کارترایت توصیف شد. کارترایت شخصیت پیشرو در خدمات پزشکی پوستان در لویزیانا و متفکر پیشرو در جنبش ضد بردهداری بود. او در مقالش به نام بیماری های نژاد سیاه توضیح می دهد که دراپتومانیا بیماری است که باعث می شود سیاها فرار کنند و از خدمت رسانی به اربابان سفید پوست خود سر باز زنند در حالی که مشخصه اختلال حواس جسمانی کودنی و لمس شدن حسی بدن است او متذکر شد که بردهدارها غالباً به این بیماری به طور خلاصه به عنوان نابکاری و رزالت اشاره می کنند همانطور که در این مثال میبینیم حتی کسی که با بزرگمنشی به این باورهای نجات پرستان مبارزه میکند غالباً به واسطه زبان انتخاب شده برای تشهر زدن به مخالفان اختلال حواس جسمانی آب در جوی مخالفان خود میریزد مسئله این است که علم در اغلب موارد پای خود را در جای پای پارادایم فرهنگی غالب میگذارد و آن را باز تولید میکند یک ضعف دیگر در بسیاری از این پژوهش‌ها به Translation پارادوکس تناقض ترجمه مربوط می شود یعنی باور به اینکه وقتی یک واژه برای مثال ازدواج از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می شود در هر دو زبان معنای یکسان دارد می توان قبول کرد که کسی بگوید پرندگان آواز می و زنبورها می رخصند. اما به این شرط که حواسمان باشد که آواز خواندن و رقصیدن آنها تقریبا هیچ نقطه مشترکی با آواز خواندن و رقصیدن ما ندارد از انگیزه ابتدایی تا نحوه اجرا در واقع ما برای اشاره به رفتارهای بسیار متفاوت از واجه های یکسانی استفاده می کنیم. در مورد واژه ازدواج نیز همینطور است آدمیان در همه جوامع جفت می شوند. حتی گاهی تنها برای چند ساعت روز یا سال گاهی این کار را برای کسب لذت انجام می دهند. گاهی برای درست کردن کودک، گاهی برای خوشنودی خانوادهشان یا حتی برای تحکیم یک اعتلاف سیاسی یا معامله تجاری یا صرفا به این دلیل که همدیگر را دوست دارند. وقتی چنین می کنند انسان شناس مقیم که در زیر سایه باورهای خود نشسته است میگوید عجب. پس در این فرهنگ هم آدمیان با یکدیگر ازدواج می کنند. پس این یک امر جهان شمول است. اما بسیاری از این روابط همانقدر با مفهوم ازدواج در جوامع ما متفاوت است که ننو با تشک مادر بزرگ ما فرق دارد. صرفا تغییر دادن اصطلاح فنی و استفاده از عبارت روابط جفتی دراز مدت به جای ازدواج نیز مشکل را حل نمی کند. همانطور که دانالد سیمون عنوان کرده است، واجنامه های زبان انگلیسی به شکل وخیمی برای بیان دقیق تاروپود تجربه انسانی ناکافی هستند. ادغام واژگان کنونی در یک اصطلاح پیوند جفتی و تصور اینکه با این عمل کاری علمی صورت گرفته است چیزی جز خود فریبی نیست در باب هر بودن ازدواج آن matrimonial هوردم حتی اگر از ابهام همهگیر زبانشناختی چشم پوشی کنیم نکته دیگری نیز مطرح است افراد و جوامع مختلف درباره اینکه چه کسانی را باید مزدوج محسوب کرد نیز نظرات بسیار متفاوتی دارند اقوام آچ در پاراگوه میگویند اگر یک مرد و یک زن در یک کلبه بخوابند ازدواج کرده محسوب میشوند اما اگر یکی از آنها رختخوابش را به کلبه دیگر ببرد آن دیگر مزدوج به حساب نمیآید به همین سادگی یک طلاق توافقی اصیل در میان اقوام گانگسن در کشور بوتسوانا که به عنوان جوهونسی نیز شناخته می شوند، اکثر دختران پیش از آنکه وارد یک رابطه بلند مدت شوند چندین بار ازدواج می کنند. برای اقوام کریپاکو در برزیل ازدواج یک فرایند تجریجی و تعیین نشده است یک دانشمند که با این اقوام زندگی کرده است توضیح می دهد که نقل قول هنگامی که یک زن ننای خود را در کنار مردی آویزان کند و برایش آشپزی کند آنگاه افراد جوانتر قبیله می گویند که آنها ازدواج کانیوکانا کردند اما گوینده های مسنتر با آنها مخالفند آنها میگویند که دو نفر تنها زمانی ازدواج کرده محسوب می شوند که نشان داده باشند که می توانند از هم حمایت کرده و در کنار یکدیگر دوام بیاورند بچه آوردن و دوام آوردن هنگام سختی ها باعث تحکیم ازدواج است در عربستان سعودی و مصر معاصر نوعی از ازدواج وجود دارد که به آن ازدواج مسیار گفته می شود که معمولا تحت عنوان ازدواج مسافر نیز ترجمه می شود بر اساس مقالی اخیر در رویترز نقل قول این نوع ازدواج توسط مردانی که توان مالی پایینی دارند انتخاب می شود و همینطور توسط مردانی که به دنبال روابطی انعطاف پذیر هستند شوهر می تواند از یک مسیار به راحتی بیرون بیاید و با زنان دیگر بدون اطلاع همسر اولش ازدواج کند مسلمانان ثروتمند گاهی در تعطیلات قرارداد مسیار می بندند تا به آنها امکان دهد بدون شکستن اصول مذهبیشان به روابط جنسی بپردازند سهیلا زین العابدین از انجمن بین المللی دانشجویان مسلمان در مدینه میگوید تقریبا 80 درصد از ازدواج مسیار به جدایی ختم می شوند یک زن همه حقوقش را از دست می دهد حتی اینکه چه مقدار شوهرش را دیدار کند توسط خلق و خوی مرز تعیین می شود پایان نقل قول در سنت های مسلمانان شیعه نیز یک الگوی مشابه به نام ازدواج موقت نکاه متعه وجود دارد که به آن ازدواج از برای لذت نیز گفته می شود در این نوع ازدواج زمان پایان رابطه از همان ابتدا معلوم است درست عین اجاره کردن ماشین مدت این ازدواج ها می تواند بین چند دقیقه تا چند سال باشد یک مرد می تواند علاوه بر همسر دائمیش هر تعداد زنان موقت را به طور همزمان داشته باشد از ازدواج موقت غالبا به عنوان یک اقدام از نظر مذهبی مشروع استفاده می شود که در آن تنفروشی و همینطور آمیزش جنسی با هدف لذت جویی می تواند در محدوده موازین شرعی صورت بگیرد برای سیغه هیچ تشریفات اداری یا مراسمی نیاز نیست آیا این را هم می توان ازدواج محسوب کرد از معیارهایی نظیر میزان پایایی رابطه یا میزان مشروعیت اجتماعی که بگذاریم تکلیف باکرگی و تعهد جنسی چه می شود؟ آیا آنطور که نظریه سرمایه گذاری والدینی پیش بینی می کند آنها بخش های جهان شمول و جدای ناپذیر از ازدواج هستند؟ نه، برای بسیاری از جوامع باکرگی به قدری بی اهمیت است که حتی برای این مفهوم کلمه‌ای در زبانشان وجود ندارد. کراکر و کراکر توضیح می دهند که در میان اقوام کانلا برای زنان از دست دادن بکارت تنها اولین گام برای ورود به ازدواج کامل است. به عبارت دیگر پیش از آنکه جامعه کانلا یک زوج را واقعا ازدواج کرده در نظر بگیرد گام های متعدد دیگری وجود دارد. مثلا زنان جوان باید از طریق خدمت رسانی در های اجتماعی مردان برای خود پذیرش اجتماعی به دست آورند. این خدمت رسانی پیش از ازدواج شامل برقراری آمیزش های جنسی پی در پی با 15 تا 20 مرد است. اگر عروس آینده خوب از عهده این کار براید از مردان مسکور مواجبی در قالب گوشت دریافت می کند که در روز جشن به طور مستقیم به مادر شوهر آیندهش تحویل داده می شود. ساسیل داجفا نویسنده همکار در این کتاب که در سال 1990 پژوهش سازمان بهداشت جهانی در مورد رفتار جنسی در میان ساکنان بخش‌های روستایی موزامبیک را عهدهدار بود دریافت که 140 مرد مورد تحقیق مجموعاً با 87 زن به عنوان همسر، 252 زن دیگر به عنوان شریک جنسی بلند مدت و 226 زن دیگر به عنوان روابط گهگاهی ارتباط جنسی داشتند و این به معنای به طور متوسط چهار رابطه جنسی همزمان به ازای هر مرد بود و این غیر از موارد گزارش نشده گهگاهی بود که بسیاری از این مردان احتمالاً تجربه کرده بودند. در میان اقوام واروا که در جنگل های برزیل زندگی می کنند، روابط معمول به طور دوره‌ای به حالت تعلیق در می آیند و جای خود را به روابط آینی که به آن ماموس گفته می شود می دهند. حین این جشن‌ها بزرگسالان بزرگ سالان آزادند تا با هر که دلخواهشان است آمیزش جنسی داشته باشند. این روابط محترم شمرده می شوند و این باور وجود دارد که اثر مثبتی بر بچه هایی که در نتیجه آن درست می شوند دارد. روزنامه نگاری به نام جان کلاپینتو در توصیف جالب توجهش از اقوام پیراها توضیح می دهد که نقل قول اگرچه آنها اجازه ازدواج با فردی خارج از قبیله را ندارند اما با مجاز شمردن آمیزش جنسی بین زنانشان و افراد بیرون قبیله ای توانستند خزانه ژنی خود را تر و تازه نگاه دارند پایان نقل قول در میان اقوام سیرینو امری متداول است که برادران با خواهران ازدواج کنند که به خودی خود شکل دهنده نوع کاملا متفاوتی از برادی بانچ است. پانویس مترجم: برادی بانچ نام یک کمدی آمریکایی است. این کمدی حول محور خانواده‌ای می‌گردد که فرزندان والدین مربوط به ازدواج‌های قبلیشان هستند. پایان پانویس. در این قوم ازدواج به خودی بدون هر نوع مراسم یا آیین صورت می‌گیرد. بدون هر نوع مبادله دارایی ها یا عهد و پیمان و یا حتی یک زیافت قابل توجه پسرها تنها ننوی خود را در کنار ننوی زنان پهن کنید آنگاه ازدواج کرده محسوب می شوید. این روی کرده آسان گیرانه به آنچه که انسان شناسان آن را ازدواج می به هیچ وجه پدیده نادر نیست. اولین جستجوگران شکارچیان وال و تلاندازهای پوست در ناحیه یخزده قطب شمال در برخورد با اسکیموها متوجه رسم مهمان نوازی عجیب آنها شدند. قدرشناسی همراه با حیرت این مسافران را تصور کنید هنگامی که متوجه می شوند که رئیس قبیله تخت شخصی خود را همراه با همسرش به مسافر خسته و یخزده پیشکش می کند. در حقیقت این رسم خوشامدگویی که نادراموسن و دیگران با آن مواجه شدند نظامی از معاوضه همسر است که نقشی محوری در فرهنگ اسکیموها دارد چون این عملی در آن اقلیم بیرحم مزایای واضحی دارد به عبارت دقیقتر معاوضه جنسی از طریق ایجاد پیوند با خانواده های ساکن در آبادی های دور و شکلگیری شبکه پایدار از یاری متقابل در موانع بحران نقش مهمی ایفا کرده است. اگرچه جغرافی های خشن ناهی قطب در مقایسه با ناهی آمازون یا حتی صحرای کالاهاری تراکم جمعیت بسیار پایینی را به ساکنان این منطقه تحمیل می کند، اما این تعاملات جنسی غیر زوج به پیوندهای مستحکمی یاری می رساند که در مقابل با مشکلات پیش نشده و غیر منتظره به یاری این اقوام می آید. هیچ یک از این رفتارها برای افرادی که دست به آن میزنند خیانت در نظر گرفته نمی شود. اما نباید فراموش کنیم که واژه خیانت نیز همانند ازدواج واژه مبهم است مثلا در برخی فرهنگ ها زن همسایه تنها نمی تواند یک مرد را از راه بدر کند بلکه قادر است شوهرش را نیز از راه بدر کند یک راهنمای اخلاقی معروف در قرون وسطا به نام اسپیکیولوم داکتریناله Mirror of Doctrine آینی تعالیم که توسط وینسنت بیواس نوشته شده است میگوید مردی که زنش را بسیار دوست دارد یک خیانتکار است هر گونه عشق ورزی به زن دیگران یا عشق زیاد به زن خود شرماور است نویسنده توصیه می کند که یک مرد درستکار بایستی زنش را با عقلش دوست داشته باشد و نه با احساسات وینسنت بیواس چنانچه با دنیل دوفا از لندن نویسنده مشهور رابینسون کروزو آشنا میشد از مصاحبت با او خرسند میشد دوفو در سال 1727 با انتشار مقالهی مستند تحت عنوان جذاب هرزگی ازدواج یا فاحشگی نهفته در ازدواج بریتانیا را به رسوایی کشاند ظاهرا این عنوان کمی زیادی غیرعادی بود در چاپ بعدی او آن را به مقاله‌ای در باب استفاده و سوءاستفاده از قباله ازدواج تغییر داد این یک ماجراجویی در باب یک جزیره دور افتاده نبود بلکه یک بیانیه اخلاقی در باب خطرات جسمانی و معنوی ناشی از لذت آمیزش جنسی با همسر شخصی دیگر بود دوفو باید اقوام نایار یعنی ساکنان بومی هند جنوبی را میدید که نوعی از ازدواج دارند که ضرورتا شامل هیچ نوع فعالیت جنسی هیچ انتظاری از تداوم و هیچ زندگی مشترکی نمی‌شود. در حقیقت عروس ممکن است هیچگاه پس از آنکه مراسم ازدواج صورت میگیرد شوهر را دوباره دیدار نکند اما از آنجایی که در نظام آنها اجازه طلاق وجود ندارد ثبات و پایداری این ازدواج ها می تواند برای انسان شناسان مثال زدنی باشد همانطور که این نمونه ها نشان می دهد، بسیاری از معیارهایی که در غرب معاصر از آنها به عنوان معلفه های ذاتی ازدواج یافت می شود به هیچ وجه جهان شمول نیستند انحسار طلبی جنسی، معاوضه دارایی ها، حتی تصمیم بماندن در کنار یکدیگر برای مدتی طولانی. در بسیاری از روابطی که روانشناسان و انسانشناسان تکاملی اصرار دارند آنها را ازدواج بنامند، هیچ یک از این معیارها مطرح نیست. حال ابهامی را در نظر بگیرید که واجه های جفت و جفتگیری ایجاد می کند. واژه جفت گاهی به معنای شریکی است که با او آمیزش جنسی صورت می‌گیرد. در سایر مواقع اشاره دارد به یک شریک در یک ازدواج رسمی که بچه ها همراه با او پرورش مییابند و تمامی انواع الگوهای رفتاری و اقتصادی با او محقق و برقرار می شوند. جفت شدن با کسی تو میت می تواند به معنای پیوند با یکدیگر تا زمانی که مرگ ما را از یکدیگر جدا کند باشد یا صرفا به یک آمیزش جنسی با عجله مثلا در حیات پشتی اشاره شده باشد. هنگامی که روانشناسان تکاملی میگویند زنان و مردان از نظر شناختی و عاطفی هیجانی تفاوتی ذاتی با یکدیگر دارند و واکنش آنها به خیانت جفتشان بر این مبنا تعیین شود ما فرض میگیریم که منظور متن از واژه جفت زوجی است که در یک رابطه بلند مدت قرار دارند اما که میداند وقتی میخوانیم که بین دو جنس در معیارهای انتخاب جفت تفاوت وجود دارد و دلیلش این است که سازوکارهای ارزیابی جفت در زنان و مردان متفاوت است و اینکه بخشی از فرایند انتخاب جفت در مردان به واسطه یک برانگیختگی جنسی ناشی از محرک های بینایی صورت میگیرد ما سر خود را میخوارانیم و میمانیم آیا منظور از انتخاب جفت انتخاب فردی به عنوان شریک عاطفی جنسی و در رابطه ای دراز مدت است یا انتخاب جفت صرفاً به الگوهای واکنش فوری و قریزی اشاره دارد که غالباً مردان در حضور یک زن جذاب تجربه می کنند. با توجه به اینکه مردان همین الگوهای واکنشی را در واکنش به عکس ها، فیلم لباس جذاب نیز نشان می دهند و هیچ از اینها ربطی به ازدواج ندارند، به نظر می رسد که منظور فرایند انتخاب جفت در گفته بالا صرفاً اشاره به جذابیت جنسی زنان برای مردان داشته باشد. اما باز هم نمی توان مطمئن بود. در مجموع باید دید دقیقا از چه مرحله یک جفت با جفتش جفت می شود. پایان فصل هشتم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آبای کام فصل نهم قطعیت پدری سنگ بنای در حال فروپاشی روایت مرسوم طبق پژوهش یک انسان شناس به نام رابرت اگرتون مردم ماریند انیم در ملانزی بر این باورند که منی برای رشد و انسان ضروری است آنها هنگامی که بسیار جوان هستند ازدواج می کنند و برای اطمینان از زایایی عروس لازم است تا عروس از منی انباشته شود بنابراین در شب ازدواج حدود ده نفر از تبار شوهر با عروس آمیزش جنسی انجام می دهند و اگر تعداد مردان تبار شوهر بیش از این باشد سایرین در شب بعد با او آمیزش می کنند. این آین به شکلی مشابه در فواصل مختلفی از زندگی زن تکرار می شود. به خانواده ما خوش آمدی. آیا با پسر اموهایم آشنا شده ای؟ مبادا فکر کنید که این یک مراسم عروسی خاص و غیر معمول است. به نظر میرسد رسد نیاکان رومی نیز کار مشابهی انجام می دادند. ازدواج با یک مراسم عروسی همراه با عیاشی جشن گرفته می شد که در آن دوستان شوهر با عروس آمیزش جنسی داشتند. در حالی که کسانی نیز به عنوان شاهد حضور داشتند اوتو کیفر در کتابش به نام زندگی جنسی در روم باستان 1934 توضیح می دهد که از چشمانداز رومی ها قوانین طبیعی و جسمانی بیگانه و حتی در تقابل با پیوند ازدواج هستند. بر این اساس زنی که در حال ازدواج است باید بابت تجاوز به مادر طبیعت به او قرامت بپردازد و به یک دوره تنفروشی رایگان تندهد و به این طریق با بیعفتی مقدماتی پاکدامنی ازدواج را خریداری کند. در بسیاری از جوامع چون این رویدادهایی از مراسم شب ازدواج نیز فراتر می رود. اقوام کالینا در آمازون آینی دارند که دست بانیتوی یا دستورالعمل به دست آوردن گوشت نامیده می شود. دان پولاک توضیح می دهد که زنان روستا هنگام طلوع آفتاب به صورت گروهی از یک خانه به خانه دیگر راه می افتند و برای مردان بالغ هر خانه آواز می خوانند و به آنها دستور می دهند تا به شکار بروند. در هر خانه یک یا بیش از یک زن این گروه پیش قدم می شود تا با چوب به در خانه بزند و معنایش این است که اگر مردان آن خانه در شکارشان موفق شوند آنها به عنوان شریک جنسی هنگام شب به آنها خدمات خواهند داد. زنان گروه اجازه ندارند و شوهر خود را برای این کار انتخاب کنند. اما بخش پر اهمیت موضوع هنوز فرا رسیده است. مردان در حالی که وانمود به بیمیلی و اکراه می کنند از ننوهای خود بیرون آمده و به سمت جنگل روانه می شوند. اما پیش از آنکه برای شکار به طور مستقل از هم جدا شوند بر سر زمان و مکان بازگشت در بیرون از ده با یکدیگر قرار میگذارند هنگام غروب در مکانی که از پیش مقرر شده است همه مردان هر آنچه که در کیسه دارند بین همه توضیح می کنند. و با این شیوه مطمئن می شوند که همه مردان با گوشت به روستا باز خواهند گشت و همه با فردی غیر از جفتشان آمیزش جنسی می کنند. یک میخه دیگر به تابوت روایت مرسوم توصیف پولاک از بازگشت فتوحانی شکارچیان جالب توجه است نقل قول در انتهای روز مردان به طور گروهی وارد روستا می شوند. زنان بالغ در حالی که یک نیم دایره بزرگ شکل داده و برای مردان آوازهایی برانگیزنده با محتوایی شهوانی میخوانند از آنها گوشت طلب می کنند. مردان توشهشان را به صورت یک کپی بزرگ در وسط نیم دایره روی هم می اندازند. آنها اغلب با زشتهایی مهیج و خنده های مغرورانه گوشت ها را پرتاب می کنند. پس از پختن و خوردن گوشت هر زن با مردی که برای برقراری جنسی انتخاب کرده به خلوتی می رود. اقوام کالینا این آین را با شوخ طبعی بسیار و به طور منظم انجام می دهند. پایان نقل قول باید هم با شوخ طبعی و به شکل مکرر انجام دهند. پولاک با شوخ طبعی تایید می کند که منظور اقوام کالینا از گوشت بانی هم غذا و هم آن چیزی که شما خواننده گرامی به آن فکر می کنید. شاید ازدواج یک امر جهان شمول برای انسان ها نباشد اما ممکن است استعداد ایهام جنسی اینطور باشد. عشق، شهوت، آزادی در لوگولیک هیچ جامعه‌ای وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است که در آن قطعیت پدری به قدری پایین باشد که مردان غالباً به اولاد خواهرانشان از نظر ژنتیکی نزدیکتر باشند تا اولاد همسرانشان معلوم شده است که چیزی به نام شامپانزه از نظر جنسی آسانگیر و سرخوش غیر انحصار طلب و جان جا روسوی وجود نداشته است من با توجه به شواهد و مدارک موجود عقیده دارم که چون نوعی از بشر نیز وجود ندارد دانالد سیمون تکامل مسائل جنسی انسان بیان قاطعانه سیمون از ایمان او به نظریه سرمایه گذاری والدینی ناشی می و همچنین از اهمیت محوری مسئله قطعیت پدری در تکامل انسان اما سیمون در رابطه با هر دوی این موضوعات کاملا در اشتباه بود. در اواخر دهه 1970 در حالی که او مشغول نوشتن آن عبارات محکوم به بوتلان بود، نخستی شناسان در جنگل های اطراف رودخانه کنگو در حال آموختن این نکته بودند که بونوباها دقیقا همان میمون هایی هستند که سیمون وجودشان را منکر شده بود. از نظر جنسی، بیبند و بار، سرخوش و غیر انحصار طلب. و در میان انسانها نیز اقوام موسو یک جامعه کهن در جنوب غرب چین جامعه است که قطعیت پدری چنان پایین و بی اهمیت است که مردان دقیقا فرزندان خواهرانشان را همچون فرزندان خیش بزرگ می کنند. پانویس موسو به آنها نا یا ناری نیز گفته می شود. پایان پانویس مردان و زنان نباید ازدواج کنند زیرا عشق همچون فصلهای سال می آید و میرود. یانگ ارک نامو زنی متعلق به قوم موسو در کوههای پیرامون لوگولیک در نزدیکی مرز استانهای یونان و سیچوان در چین جامعه 56 هزار نفری وجود دارد که نظام خانوادگیشان برای قرنها مسافران و محققان را سرگشته و مجذوب خود کرده است قوم موسو به دریاچه لوکو به عنوان الهه مادر احترام میگذارند در حالی که کوهی که مشرف به آن است و گانمو نامیده می شود به عنوان الهه عشق مورد احترام این قوم است زبان ایشان نوشتاری نیست و در قالب دونگبا ارائه می شود یعنی تنها زبان تصویری که در جهان امروز همچنان مورد استفاده قرار می گیرد آنها هیچ واژه‌ای برای قتل، جنگ یا تجاوز جنسی ندارند زندگی موقرانه و پرآرامش قوم موسو همراه است با آزادی و خودمختاری جنسی تقریباً مطلق هم برای مردان و هم برای زنان. در سال 1265 مارکوپولو از ناحیه موسو عبور کرد و بعدها با اشاره به رفتار جنسی بدور از شرم آنها چنین می نویسد. نقل قول آنها با این موضوع که یک فرد بیگانه یا هر مرد دیگری با همسران، دختران، خواهران و یا هر زن دیگر در خانهشان رابطه جنسی برقرار کند هیچ مشکلی ندارند. برای آنها این عمل در واقع یک منفعت بزرگ قلم داد می شود و عقیده دارند این حرکت با به میل الهه ها و بودهایشان است و در نتیجه این عمل الهه ها و بودها به ایشان کاله های مادی فراوان ارزانی می کنند. دقیقا به این دلیل است که آنها در مورد رابطه زنانشان با قریبه ها چون این بخشنده و دست و دلباز هستند. پایان نقل قول مارکوپولو با لحنی حاکی از تنه و کنایه اضافه میکند که نقل قول بسیار اتفاق می افتد که یک فرد بیگانه برای سه چهار روز با همسر فرد ساده و بیچاره می خوابد. از آنجایی که مارکوپولو یک ایتالیایی مرد سالار بود این موقعیت را به کلی اشتباه فهمیده بود او مسائل جنسی زنان را به اشتباه به عنوان چیزی تحت کنترل مردان قلمداد میکرد در حالی که در حقیقت برجسته ترین مشخصه نظام موسو دفاع سرسختانه آن از خودمختاری جنسی همه افراد بالغ چه زن و چه مرد است قوم موسو این مقررات قانونی خود را سسه اطلاق می کند که به معنای قدم زدن واکینگ است به همین دلیل اکثر انسان شناسان گمان اند که منظور الگوی واکینگ مریج ازدواج گردشی است و از این رو قوم موسو را در لیست فرهنگ قرار دادند که دارای نظام ازدواج هستند قوم موسو با این تعریف از نظامشان مخالفند نقل قول به هر شیوه که بدان بنگریم سسه ازدواج محسوب نمی شود پایان نقل قول این گفته یک زن موسوی به نام بنگ نام ناموست که تاریخچه‌ای درباره دوران کودکیش در سواحل لوگولیک منتشر کرده است او اضافه می کند تمامی سسه ها از نوع قرارداد ملاقات هستند و هیچ یک از آنها شامل مبادله عهد و پیمان دارایی ها مراقبت از فرزندان یا متعهد ماندن نمی شود زبان قوم موسو هیچ واژه‌ای برای شوهر یا همسر ندارد و واژه آژو به معنای دوست ترجیح داده می شود. قوم موسو مادر تبار و کشاورز است و دارایی و نام خانوادگی از سوی مادر به دختر یا دخترها منتقل می شود. به این ترتیب خانواده حول محور زنان می چرخد. وقتی که دختر در حدود 13 یا 14 سالگی به سن بلوغ می رسد به او اتاق خواب شخصی داده می شود که هم به حیات داخلی خانه راه دارد و هم از طریق یک در خصوصی به کوچه دختر موسویی در مورد اینکه چه کسی از طریق در خصوصی وارد بابا هواگو یا اتاق گل او شود از خودمختاری کامل برخوردار است تنها قانون سرسختانه این است که مهمان او باید قبل از طلوع آفتاب از آنجا بیرون رفته باشد دختر اجازه دارد در صورت تمایل در شب بعد یا در همان شب معشوق متفاوتی داشته باشد و هیچ انتظاری برای تعهد وجود ندارد هر بچه که در این بین به وجود آید در خانه مادر این دختر بزرگ می شود و در این دوران برادران دختر و سایر اعضای خانواده به دختر کمک می کنند. خاطرات دوران کودکی یانگ ارکنامو شبیه به توصیف مالی دو ما سومه از دوران کودکیش در آفریقا است. نقل قول ما کودکان می توانستیم به خواست خود پرسه بزنیم و بدون نگرانی مادر از ناامنی از خانه به خانه دیگر و از روستایی به روستای دیگر گردش کنیم هر فرد بالغ در قبال هر کودک مسئول بود و در مقابل هر کودکی برای هر بزرگسالی احترام قائل بود. پایان نقل قول در میان قوم موسو فرزندان خواهر یک مرد جزء مسئولیت های پدری او محسوب می شوند و در مقابل فرزندانی که ممکن است از ملاقات های شبانه او به اتاقهای گل حاصل شده باشند یا نشده باشند رفتی به او ندارند. در اینجا ما با جامعه دیگری روبرو هستیم که در آن سرمایه گذاری والدینی جنس نر ارتباطی به پدری زیستی او ندارد. در زبان قوم موسو واژه آو هم به معنی پدر و هم به معنی دایی است. به جای پدر کودک موسوی چندین دایی دارد که از او مراقبت می کنند. ینگرک نامو می نویسد نقل قول. از جهتی چندین مادر نیز داریم چون ما خاله های من را نیز از آمی می نامیم که به معنای مادر کوچک است. پایان نقل قول در اینجا نقطه ای وجود دارد که ناقوس مرگ بسیاری از نظریه های روایت مرسوم را به صدا در میآورد روابط جنسی به شکلی سفت و سخت از روابط خانوادگی جدا نگه داشته می شود. هنگام شب از مردان مسوی انتظار می رود که با مشوقه هاشان بخوابند. در غیر این صورت آنها در یکی از خانه های بیرونی می خوابند و هرگز در خانه اصلی با خواهرانشان نمی خوابند. رسم و رسوم هر گونه صحبت از عشق یا روابط عاطفی را در جمع خانواده من می کند و رعایت کامل این موضوع از همه افراد انتظار می رود. در حالی که زنان و مردان هر دو آزادند هر چه می خواهند انجام دهند از آنها انتظار می رود که به حریم شخصی یکدیگر احترام بگذارند. هیچ مفهومی شبیه به رازداری یا فاش کردن اسرار دیگری در کوکولیک وجود ندارد. قوم موسو به این روابط اصطلاحاً آکیا میگویند مشخصه روابط آلکیا نگاهی تقدس آمیز به خود مختاری هر فرد است. خواه فرد مذکور زن باشد، خواه مرد. کایهوا انسانشناس چینی و نویسنده کتاب Society Without Fathers or Husbands جامعه بدون پدران یا شوهران اینطور توضیح می دهد. نقل قول. نه تنها مردان و زنان آزادند تا هر میزان روابط آکیا که میخواهند اختیار کنند و به وقت دلخواه به آنها خاتمه دهند بلکه هر فرد میتواند به طور همزمان چندین آکیا برقرار کند خواه در طول یک شب یا در زمانی طولانی تر پایان نقل قول این روابط غیر دائمی است و تنها تا زمانی که هر دو نفر نزد یکدیگر حضور پیدا می کنند دوام دارد به گفته کایهوا نقل قول عظیمت هر مرد از خانه زن به معنای پایان رابطه آکیای آنها در نظر گرفته می شود هیچ مفهومی از آکیا که به آینده مربوط شود وجود ندارد و رابطه آکیا تنها به طور لحظه ای و با رضایت متقابل صورت می گیرد با این وجود یک زوج می توانند دیدارشان را به دفعات دلخواه تکرار کنند پایان نقل قول به ویژه هایی که بیش از سایرین پرشور و حرارت هستند بدون هیچ گونه احساس شرم از ها تجربه جنسی خود سخن میگویند شرم از نگاه ایشان شایسته موقعیتی موقعیت است که کسی از دیگری درخواست وفاداری و تعهد می کند درخواست وفاداری و تعهد به عنوان عملی ناشایست و تلاشی برای معامله یا معاوضه نگریسته می شود همچنین در قوم موسو بیان آشکار حسادت جنسی نوعی تجاوز قرم داد می شود چرا که از نظر این قوم این عمل به معنای پایمال نمودن خودمختاری مقدس دیگری است از این روست که نسبت به چنین درخواستی با حسی از تمسخر و شرم واکنش نشان داده می شود متاسفانه خصومت نسبت به این نوع آزادی و خودمختاری جنسی زنان منحصر به انسانشناسان کوتهبین و جهانگردان ایتالیایی قرن سیزده نیست اگرچه در تاریخ قوم موسو هیچ تلاشی برای صادر کردن نظامشان به دیگر مناطق یا قانع نمودن دیگران به برتری روی کرده موسوی نسبت به عشق و آمیزش جنسی به چشم نمیخورد اما مدت هاست که آنها برای رها کردن باورهای سنتیشان از جانب خارجی ها تحت فشار قرار دارند چرا که از نظر خارجی ها باورهای این قوم خطرناک است از زمانی که حکومت چین در سال 1956 کنترل کامل منطقه را به دست گرفت، مأموران دولتی از این منطقه به طور سالانه بازدید می کردند. در این بازدیدها درباره خطرات روابط جنسی آزاد سخنرانی می شد و افراد ترغیب می شدند تا الگوی روابط خود را به ازدواج طبیعی تغییر دهند. در یک اقدام که یادآور اقدام آمریکایی ها در ساختن فیلم تبلیغاتی به فرزندانت بگو بود مسئولان حکومتی چین با یک ژنراتور پورتابل و یک فیلم به میدان آمدند پانویس ریفر مادنس یک فیلم آمریکایی تبلیغاتی که در سال 1936 ساخته شد این فیلم با توصل به صحنه های آمیز و تصنعی سعی در دور نگه داشتن نوجوانان از مصرف ماریجوانا می کرد پایان پانویس در این فیلم بازیگران شبیه به موسوی حال لباس پوشیده بودند و در آخرین مرحله دچار سفلیس و جنون می‌شدند و بخش اعظم صورتشان را از دست می‌دادند واکنش مخاطبان با آنچه مسئولان دولتی انتظار داشتند متفاوت بود سینمای موقت به آتش کشیده شد و با خاک یکسان شد اما مسئولان از پا ننشستند یانگ ارکنامو به یاد می‌آورد نقل قول جلسه های شبانه یکی پس از دیگری جایی که آنها رجزخانی می کردند، به باد انتقاد می گرفتند و بازجویی می کردند مسئولان دولتی برای مردانی که در مسیرشان به سمت خانه معشوقه ها بودند به کمین می نشستند زوجها را از تخت بیرون می و آنها را برهنه در مقابل چشم خویشاوندانشان به نمایش می گذاشتند. پایان نقل قول هنگامی که حتی این تاکتیک های زشت و زننده با شکست مواجه شد و مسئولان نتوانستند قوم موسو را قانع کنند تا نظامشان را کنار بگذارند مسئولان حکومتی سعی در تحمیل و نه تبلیغ مفهوم نجابت و عفت در بین قوم موسو کردند آنها کالاهای ضروری نظیر بذر غلات و پوشاک کودکان را از این قوم دریغ کردند سرانجام وقتی آنها را به مرحله نزدیک به قهدی رساندند بسیاری از موسوی ها پذیرفتند که در جشنهای های ازدواج که توسط دولت طراحی شده بود شرکت کنند در این جشنها ها به هر یک از آنها یک فنجان چای یک سیگار قطعه کیک و یک سند کاغذی داده میشد پایان نقل قول اما این عملیات فشار اثر چندان پایداری نداشت. نویسنده جهانگرد سینکیا بارنز که در سال 2006 از لوگولیک بازدید کرد دریافت که نظام موسو همچنان دست نخورده به حیات خود ادامه میدهد. هرچند که از جانب گردشگران چینی که همانند مارکوپولو در 750 سال پیش خودمختاری جنسی زنان موسوی را با هرزگی اشتباه میگیرند، تحت فشار قرار میگیرند. بارنز می نویسد نقل اگرچه آسانگیری جنسی این قوم توجه جهانیان را به موسو جلب می کند، اما برای موسوی ها آمیزش جنسی در محور دنیاشان قرار ندارد. پایان نقل قول بارنز ادامه می دهد. نقل قول من به طلاق و تلخ والدینم فکر می کنم. به دوستان دوران کودکی هم که از دست رفتند. چرا که مامان ها یا باباها تصمیم گرفتند با فرد دیگری بخوابند. به گمان من لوگولیک بیش از آنکه قلمروی زنان باشد قلمروی خانواده است البته خوشبختانه خالی از سیاستمداران و واعظانی که در مورد ارزش‌های خانواده مداهی می‌کنند. در لوگوله یک چیزی به نام خانواده گسیخته وجود ندارد. هیچ جامعه انگشتش را به سوی مادران مجرد نشانه نمی‌رود. در نتیجه جدایی والدین هیچ فروپاشی اقتصادی یا شرمندگی یا لکی ننگی به چشم نمی‌خورد. به شکلی شاداب و حمایتگرانه یک دختر موسوی با علاقه در حلقه‌ای از مردان و زنان خیشاوند بزرگ می‌شود. وقتی او در رقص ها شرکت می کند و پسری را به اتاق گل خود دعوت می کند این برای عشق یا شهوت یا هر آنچه که مردم به فراز و نشیب ها و نفس های عمیق می گویند صورت نمی گیرد و نه چیز دیگر او برای داشتن خانه یا ساختن یک خانواده به آن پسر و یا هر پسر دیگری نیازی نخواهد داشت او از ابتدا می داند که هر دو را هم عشق هم خانواده همواره خواهد داشت پایان نقل قول رویکرد کرد به عشق و آمیزش جنسی ممکن است سرانجام به واسطه فشارهای گردشگران چینی قوم که به دنبال آنند که را به یک منطقه ساختگی برای گردشگران تبدیل کنند از بین برود اما مقاومت موسوی دهه ها اگر نه قرن ها در مقابل فشار شدید برای تسلیم شدن در برابر آنچه که بسیاری از دانشمندان همچنان آن را سرشت انسان می دانند ستودنی است و یک مثال نقض غیرقابل انکار برای روایت مرسوم به شمار می رود. در گریز ناپذیری پدر سالاری وجود جوامعی نظیر موسو که در آن زنان خود مختار هستند و نقشی کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند و همینطور انبوهی از شواهد و مدارک در مورد تعداد زیادی از جوامع گشت زن که در آنها زنان از جایگاه و احترام بالایی برخوردارند همچنان بسیاری از دانشمندان با جدیت پافشاری می کنند که تمامی جوامع پدرسالار هستند و همواره نیز چنین بوده است. استیفن گولدبرگ جامعه شناس در کتاب چرا مردان حکومت می کنند Why Men Rule عنوان اصلی کتاب در گریز ناپذیری پدر چند نمونه از این دیدگاه مطلق را ارائه می کند و می نویسد نقل قول پدرسالاری امری جهان شمول است در واقع احتمالا در مورد جهان شمولی هیچ یک از نهادهای اجتماعی تا این اندازه توافق وجود ندارد نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری هیچ جامعه ای حتی در مناطق دورافتاده وجود ندارد و نداشته است که اقتدار و رهبری در بخشهایی فراتر از خانواده در اختیار مردان نباشد. پایان نقل قول. پس که اینطور هیچ استثنایی وجود ندارد. عبارات قدرتمندی است. با این وجود طی 247 صفحه گلدبرگ حتی یک بار هم به قوم موسو اشاره نمی کند. گولدبرگ از اقوام میانکاباو در غرب سوماترای اندونزی صحبت می کند اما تنها در پانویس یعنی زمانی که به دو نکته از پجوهش های دیگران اشاره می کند. اولی که مربوط به سال 1934 می شود می گوید که در میان این قوم مردان عموما پیش از زنان شروع به غذا خوردن می کنند. بر مبنای این داده گولدبرگ نتیجه می گیرد که مردان در جامعه میانکاباو قدرت را در دست دارند. این نتیجه گیری همانقدر منطقی است که بگوییم جوامع غربی مادر سالار هستند زیرا مردان غالبا درها را برای زنان باز می کنند و ابتدا زنان از درها عبور می کنند. دومین نکته گلدبرگ ارجایی است به مقاله ای که با یک انسانشناس به نام پگی ریورز سندی نوشته است. در این مقاله عنوان می شود که مردان میان کاباو از نظر کاربرد جنبه های مختلفی از قوانین سنتی دارای درجه ای از اقتدار هستند. در مورد استفاده گلدبرگ از کار سندی دو مشکل بزرگ وجود دارد. اولا هیچ تناقضی وجود ندارد اگر بگوییم که یک جامعه پدرسالار نیست و در این حال مردان از اشکال مختلفی از اقتدار برخوردارند. همانطور که نقاشی مشهور ونگوگ شب پرستاره یک نقاشی زرد نیست اگرچه مقداری رنگ زرد در آن استفاده شده است. دومین مشکل این است که پیگیری سندی انسانشناسی که گلدبرگ به او ارجا میدهد پیوسته عنوان کرده است که جامعه میانکاباو مادر سالار است در حقیقت عنوان آخرین کتاب او در مورد میانکاباو این است زنان در محور زندگی در یک مادر مدرن Woman at the center Life in modern matriarchy پس از گذراندن بیش از 20 تابستان در میان قوم میانکاباو سندی میگوید نقل قول قدرت زنان میان و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد پایان نقل قول برای مثال او متذکر می شود که زنان بر نحوه به ارث رسیدن زمین کنترل دارند و اینکه یک شوهر غالبا به خانه خانواده همسرش نقل مکان می کند. چهار میلیون ساکن میان در غرب سوماترا خود را یک جامعه مادر سالار می دانند. نقل قول در حالی که ما در غرب سلطه مردان و رقابت بین ایشان را می ستاییم جامعه میانکاباو به تجلیل از ملکه استورهیشان و همکاری بین اعضای قوم میپردازند. پایان نقل قول او گزارش می کند که نقل قول نسبت مردان و زنان با یکدیگر بیشتر شبیه به همکارانی است که برای دستیابی به یک هدف مشترک در کنار هم قرار دارند و نه رقیبانی که به دنبال منافع شخصی خود محورانه هستند اینکه همانند گروه های اجتماعی بونوباها جایگاه زنان با پا گذاشتند گذاشتن و یا ایجاد روابط مطلوب با دیگران افزایش می‌یابد. پایان نقل قول. همچنین اغلب موارد هنگام تلاش برای فهم و بررسی فرهنگ های دیگر واجه ها متخصصان را به اشتباه می‌اندازد. وقتی متخصصان میگویند که هرگز به جامعه واقعاً واقعا مادر سالار بر اند ایشان به دنبال آینه معکوس پدر سالاری این نوع نگاه تفاوت بین مردان و زنان را در نگاهشان به مفهوم قدرت و به کارگیری آن نادیده میگیرد. برای نمونه سندی میگوید که در میان میان نقل قول نه مردان امکان سلطه دارند و نه زنان زیرا باور آنها به اینکه تصمیم گیری بایستی از طریق اجماع حاصل شود این موضوع را منتفی می کند پایان نقل قول وقتی او از افراد پرسیده بود که قدرت در دست کدام جنس است به او نهایتا گفته شده بود که پرسش او اشتباه است نقل قول هیچ یک از دو جنس بر دیگری سلطه ندارد زیرا مردان و زنان مکمل هم دیگر هستند پایان نقل قول این را به یاد داشته باشید وقتی که برخی با هیاهو عنوان می کنند که پدر سالاری چیزی جهان شمول است و هموار نیز همین طور بوده است باید بدانید که نه این طور است و نه این طور بوده است خوانندگان مذکر به جای آن که احساس خطر کنند این را در نظر بگیرند که در جوامعی که در آنها زنان از خود مختاری و اقتدار بالایی برخوردارند برخورد جامعه با مردان مهربانتر سهمگیرتر آرامتر و بسیار سکسی تر است آیا فکر می کنید که این یک یاوه است اگر از میزان فرصتهای جنسی در زندگی خود ناراضی هستید زنان را بابت این موضوع سرزنش نکنید در عوض مطمئن شوید که آنها به قدرت ثروت و موقعیتی برابر دسترسی دارند یا نه آنگاه ببینید چه اتفاقی میافتد درست همانند بونوبوها که اقتدار اجتماعی نهایی در اختیار اطلاف های زنان است و هیچ یک از ماده ها نیازی به ترس از یک نر بزرگ جسه ندارند یا مانند آن دسته از جوامع انسانی که زنان سرزنده و با اعتماد به نفس هستند نظیر دختران موسوی که بارنس توصیف کرده آزاد در بیان افکار و دقدقه های جنسی بدون ترس از سرفکندگی یا ترد شدن این جوامع در مقایسه با جوامعی که توسط اقلیت کوچکی از مردان اداره می شود برای اکثر مردان بسیار دلپذیرتر است شاید شناسایی جوامع مادر سالار برای انسان شناسان مذکر غربی دشوار باشد زیرا آنها توقع دارند با فرهنگی روبرو شوند که مردان در زیر پای زنان در حال زج کشیدن باشند یعنی یک باستاب معکوس از سلطه درازمدت مردان بر زنان در فرهنگ غربی در عوض وقتی به جامعه‌ای برمیخورند که اکثر مردان در آن با آسودگی و شادی اوقات میگذرانند آنها نتیجه میگیرند که به یک جامعه پدرسالار دیگر پا گذاشتند و به این شکل به کلی از ماجرا قافل میمانند رژه تک همسری ایده تک همسری چندان موفق نبوده و در اکثر مواقع با شکست روبرو شده و رها شده است جی کی جسترتون در میان تعجب همگان فیلم پرفروش سال 2005 فیلمی بود به نام رژه پنگوان ها مارچ آف پنگوینز دومین مستند پردرآمد سینما تا بان روز با این مستند بینندگان به درون زندگی جفت های برده می شوند. در این مستند نشان داده می شود که زوجهای پنگوان چگونه از فرزندان خود مراقبت می کنند. بسیاری از بینندگان در فداکاری پنگوان ها برای فرزندانشان و برای یکدیگر در واقع باستابی از ازدواج خودشان را به چشم می همانطور که یکی از منتقدین عنوان کرده نقل قول. غیر ممکن است که هزاران پنگوان را که در مقابل طوفان قطب شمال در کنار هم تجمع می کنند تماشا کنید و حسی انسان انگارانه از خیشاوندی به شما دست ندهد. پایان نقل قول. کلیساهای سرتاسر ایالات متحد آمریکا بریت های سینمای این مستند را برای گروه های وابسته به خود پیش خرید کردند. ریچ لاوری ویراستار نشنال ریویو در کنفرانسی که برای گروهی از جمهوری خواهان جوان برگزار شد گفت نقل قول پنگوان ها یک نمونه واقعی و آرمانی از تک همسری هستند میزان گذشت و اجتماعی بودن این پرندگان حیرت انگیز است پایان نقل قول آدم لایپزیگ یکی از مدیران فیلم های نشنال که اظهار کرد که پنگوان الگوی مناسبی برای والدین هستند. شیوه ای که آنها از کودکانشان مراقبت می کنند حیرت انگیز است و هیچ پدر یا مادری که آن را ببیند هیچگاه درباره دردسرهای بچه داری شکایت نخواهد کرد. سبک زندگی این پرندگان با سرشت بشر همخانی دارد و از این رو تماشای آنها برای همه ضروری است. اما برخلاف ظاهر این پرندگان مسائل جنسی پنگوئن ها سیاه یا سفید نیست. آن زوجهای بینقص پنگوئن آن های آرمانی از تک همسری آن الگوهای مناسب برای والدین تنها تا زمانی که جوجهشان از تخم بیرون بیاید و از درون یخها گذر کرده و به درون آبهای منجمد قطب بروند تک همسر باقی میمانند یعنی چیزی کمتر از یک سال اگر این فیلم را دیده باشید متوجه میشوید که طی آن سفر پرفراز و نشیب در میان یخهای قطب و مقابله با آب و هوای خشن قطب چندان وسوسهای برای روابط خارج از ازدواج باقی نمیماند در حالی که وقتی بچه پنگوان ها رشد کنند و به سن 11 ماهگی برسند، معادل بچه های مهد کودکی در انسان، وفاداری والدین نسبت به هم به سرعت فراموش می شود. طلاق ها سریعا اتفاق می افتند، به طور خودکار و بدون درد و مامان و بابا به دنبال شکار پنگوان ها می روند. یک بزرگسال زایا که غالبا سی سال یا بیشتر عمر می کند، دست کم 24 خانواده را در طول زندگی تجربه می کند. آیا کسی از الگوهای مناسب برای والدین و مثال آرمانی تک همسری صحبت کرد؟ خواه این فیلم برای شما خسته کننده بوده باشد یا جذاب باید جفت این فیلم را که فیلمی از ورنر هرتسوک به نام رویاها در آخر دنیاست نیز تماشا کنید مستند هرتسوک از قطب یک شاهکار عکاسی است و در آن مصاحبه های ارزشمند با طیفی از شخصیت های جالب از جمله دکتر دیوید آینلی بومشناس دریایی صورت گرفته است او که به طور خندهداری کم حرف است برای دو دهه به مطالعه پنگوان های قطب پرداخته است. در پاسخ به پرسش های کنایه آمیز هرتسوک دکتر آینلی اعلام می کند که شاهد مواردی از مسلس های جنسی در میان پنگوان ها بوده است که طی آن دو نر به نوبت از تخم های یک ماده معین مراقبت می کنند. همینطور پدیده تنفروشی پنگوانی که طی آن ماده ها در ازای ارائه اندکی نزدیکی جنسی به نرها از آنها سنگریزه‌های مناسب برای ساخت لانه دریافت می کند. و اما پریری وول موش صحرایی علفزار یکی دیگر از جانورانی که نمونه کامل طبیعی بودن تک همسری معرفی می شود. بر اساس مقاله منتشر شده در یک روزنامه نقل قول موش های صحرایی علفزار که در چمنزارها و دشتها زندگی می کنند یک نمونه نزدیک به آرمانی از تک همسری هستند. آنها پیبندهای جفتی تشکیل می دهند و در یک لانه با یکدیگر زندگی می کنند. هم نر و هم ماده به شکلی فعالانه از یکدیگر رو و اولادشان مراقبت می کنند. نر یک والد فعال است و چنانچه یکی از زوجین بمیرد آنکه باقی میماند جفت جدیدی اختیار نمی کند. وقتی حرکت متحورانه داروین را در نظر میگیریم که 150 سال پیش جرأت نمود و انسان و میمونهای انسان نما را با یکدیگر مقایسه کرد ذکر اینکه دانشمندان معاصر این کار را با یکی دانستن رفتار جنسی انسان با موشهای صحرایی علفزار انجام میدهند قابل تحمل است ما که زمانی خود را با فرشتگان مقایسه می کردیم، حال کارمان به جایی رسیده است که دست به دامان موش صحرایی شده ایم. اما برای سیسو کارتر و لابل گیتس که به مدت بیش از 35 سال به ورسی مسئله تک همسری در موشهای صحرایی و سایر جانوران پرداختند، موضوع شکل دیگری است. نقل قول تک همسری موشهای صحرایی از نوع انحصارگرایی جنسی نیست. پایان نقل قول توماس اینسل مدیر مؤسسه ملی سلامت ذهنی سابقا مدیر مرکزی نخستی یرکس و متخصص موشهای صحرایی میگوید که آنهایی که شناختی از موضوع دارند توهم کمتری در مورد تک در موشهای صحرایی دارند موشهای صحرایی با اینکه عموما در کنار شریکهایشان حضور دارند اما با هر کسی آمیزش می کنند. از اینها که میگذریم نوبت به جانور آرمانی بعدی میرسد پانویس جالب است که به برخی دلایل موضوع همواره معطوف به زنان است پایان پانویس اگر به دنبال تک همسری هستید با یک قو ازدواج کنید خب تکلیف قوها چیست از مدتها پیش در مورد بسیاری از گونه های پرندگان این باور وجود داشته است که آنها تک همسر هستند زیرا برای کارهای پرمشغله ای نظیر خوابیدن روی تخم و تغذیه جوجه ها وجود هر دو والد لازم است درست همانطور که در مورد انسان نظریه پردازی شده است محققانی که ذهنشان حول مسئله سرمایه گذاری می گردد فرض کردند که نرها تنها زمانی به ماده کمک می کنند که مطمئن باشند پدر واقعی جوجه ها هستند. اما یافته های اخیر که از آزمون های به دست آمده کشتی های این دانشمندان را به خوش گیرانده است. پژوهش پاتریشیا آدیرگواتی بومشناس رفتاری نشان می دهد که اگرچه یک جفت پرنده آبی یک لانه می سازند و با هم جوجه ها را بزرگ می کنند، اما حدود 15 تا 20 درصد از جوجه ها متعلق به نر مذکور نیست نکته اینجاست که این پرنده از نظر جنسی تر از سایر پرندگان آوازخان نیست. مطالعات انجام شده بر روی دی این ای مربوط به جوجه ها حدود 180 گونه مختلف از پرندگانی که قبلا گمان می شد تک همسرند نشان می دهد که حدود 90 درصد از این گونه ها تک همسر نیستند. پانویس بلوبرد نوعی پرنده آوازخان در آمریکای شمالی پایان پانویس با نهایت تأسف باید بگوییم که قوها در بین این ده درصد پرهیزکاران نیستند به این ترتیب اگر به دنبال تک همسری هستید باید از خیر قوها نیز بگذرید نقل قول آیا تک در طبیعت ماست بلی انسانها تقریبا هیچگاه در دام جفت شدن نمیفتند بلکه در عوض ما به طور طبیعی این کار را انجام می دهیم. با یکدیگر گرم میگیریم شیفته یکدیگر میشویم ازدواج می کنیم و تقریبا همه ما در هر زمان تنها با یک نفر ازدواج می کنیم. پیوند زوجی مشخصه گونه ماست نقل قول از هلن فیشر این مشخصه برای گونه‌ای که تا این اندازه به فعالیت جنسی خارج از پیوند جفتی میپردازد تا اندازه غریب است. آنچه اجزای روایت مرسوم را کنار هم نگاه میدارد این فرض است که ازدواج کردن و جفت شدن مفاهیمی قابل کاربرد در سطح جهان شمول هستند. درست مثل افعالی نظیر خوردن یا بچه آوردن. اما هر اصطلاحی که برای اشاره به رابطه بین مردان و زنان در سرتاسر سر جهان استفاده شود باز هم نخواهد توانست دنیایی از تنوعات را که گونه ما با آن روبروست پوشش دهد ازدواج جفت شدن و عشق پدیدههایی تعریف شده توسط جامعه هستند و در خارج از جامعه مذکور معنای آن دستخوش تغییر شده و یا به کلی بیمعنا شوند. نمونه هایی که از آین های آمیزش جنسی گروهی، معاوضه جفت، روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج و ممنوعیت آمیزش جنسی متوالی ذکر شد، همگی در فرهنگ هایی به چشم می خورد که انسان اصرار دارند آنها را تک همسر معرفی کنند. صرفا به این دلیل که پدیده چند پهلوی ازدواج در آنجا به چشم خورده است. در همین راستا تعجبی ندارد که بسیاری بر این باورند که در بین انسانها ازدواج، تک همسری و خانواده هستی. پدیده های جهان شمول هستند. مسئله این است که با چون این تفسیرهای های گل و شادی از مفاهیم حتی می توان گفت که موش صحرایی که با هر کسی آمیزش می کند نیز تکم سر است. پایان فصل نهم. سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل دهم حسادت جنسی یک راهنمای مقدماتی برای تمع داشتن به همسر همسایه نقل قول زمانی که ازدواج شایع می شود حسادت جنسی منجر به جا افتادن مفهوم پاکدامنی زن می شود و از آنجا که این پاکدامنی ارج نهاده می شود به زنان مجرد نیز تعمیم خواهد یافت اینکه این موضوع با چه روند کندی به جنس نرگسترش می یابد چیزی است که امروز می بینیم. چارلز داروین در جشن آینی ازدواج در میان اقوام کانلا عروس و داماد بر روی یک حسیر دراز می کشند در حالی که بازوانشان بر زیر سر یکدیگر است و پاهایشان در هم گره خورده است آنگاه دایی هر از طرف این جلو می آید و عروس و همسر جدیدش را نصیحت می کند که تا زمان بزرگ شدن آخرین فرزندشان با هم بمانند و به طور خاص به آنها یادآوری می کند که نسبت به معشوقه های یکدیگر حسادت جنسی نداشته باشند سارا بلافر هاردی یک خطای چاپی در 1631 باعث شد که در انجیل نوشته شود تو باید به زنا متعهد باشید اگرچه واقعا در انجیل چنین دستوری مطرح نشده است اما این دستور همچون یک نخ از میان دانه های تسبیح بسیاری از مثال های ما در مورد SEX اگر فراموش کرده اید تبادلات اجتماعی جنسی میگذرد. در سرتاسر سر این مثال ها جدی در رابطه با ممنوعیت مطلق روابط با شریک یا شریک های عاطفی جنسی فرد داده شده است و گاهی برای تخطی از آن مجازاتی نظیر مرگ تعیین شده است. چرا چنین است؟ از آنجایی که این موضوع در فرهنگ های مختلفی از سرتاسر سر جهان که با یکدیگر ارتباطی ندارند به چشم میخورد میتوان گفت که احتمالا کارکردهای مهمی را برآورده میکند در توضیح این مطلب باید گفت از آنجایی که تنش و مجادله بین اعضای یک قبیله تهدیدی جدی برای قبیله و روابط عمیقا همبسته اعضای آن از جمله نیاکان ما که برای هزاران نسل به این شکل زندگی میکردهاند محسوب میشده است این فرهنگ ها با توسل به تبادلات اجتماعی جنسی آینی شده از نظر اجتماعی تعیین شده و حتی گاهی اجباری از به وجود آمدن مشکلاتی نظیر حسادت جنسی و انحصار طلبی حول مسئله پدری پیشگیری می کردند. تعجبی ندارد که جوامع کوچک مقیاس که شدیداً بر اعتماد میان افراد بخشندگی و همکاری متکیاند شیوههایی را ترویج یا تکامل دهند که همبستگی بین اعضا را تقویت کند و مانع رفتارها و باورهایی شود که هماهنگی اعضا و بقای گروه را تهدید میکند باید تکرار کنیم که این رفتارها از روی پاکدامنی یا برعکس رزل بودن پیشینیان ما صورت نمی گرفته است موضوع صرفا از این قرار است که برخی رفتارها که برای انسانهای جوامع مدرن عادی به نظر میرسد و بنابراین به راحتی جهان شمول و ازلی ابدی فرض میشوند می تواند سریعا به فروپاشی بسیاری از جوامع کوچک مقیاس گشت زن بی انجامد و عملکرد آنها را مختل سازد. به ویژه دنبال کردن نفع شخصی به شکلی افراتی مثلا با احتکار مواد غذایی یا انحصار طلبی جنسی افراتی به راحتی می تواند انسجام گروه را به خطر اندازد. و از این روست که در میان اقوام رفتاری شرماور و مزهک به شمار می روید. آیا در این که جوامع قادرند در چنین انگیزه هایی تغییر ایجاد کنند تردید دارید همین حالا در مناطقی از تایلند و برمه گردن دختران توسط حلقه های برنجی کشیده می شوند تا دختران در نظر مردان جذاب‌تر به نظر آیند در روستاهای سرتاسر آفریقای شمالی برای سرکوب تمایلات جنسی زنان کلیتوریس بریده می شود و لبهای واژن به هم دوخته می شوند به همین شکل اخیرا در کالیفرنیای مسهور کننده عمل جراحی زیبایی لبهای واژن و سایر جراحی های زیبایی واژینال تبدیل به یک کسب و کار پر رونق شده است در نقطه دیگری از جهان آلت جنسی پسران طی یک مراسم آینی خسته می شود یا پوست آلت از وسط شکاف می خورد. فکر می کنم متوجه منظور شدی. چند تایی از قبایل بومی آمریکا که ساکن جلگه های بالایی بودند زیبایی را در این میدیدند که تخت چوب کوچکی را در بخش جلویی سر نوزادانی که هنوز در حال رشد است قرار دهند. همانطور که بچه بزرگتر می شد، این تخته ها در حالت کشیده تری قرار می گرفت. همانطور که متخصص ارتودانسی به تدریج دندان ها را هم ردیف می کند. معلوم نیست که مغز در نتیجه این عمل صدمه می دیده است یا نه، اما این تغییر باعث می شده است تا سر حالتی مخروطی و آن دنیایی پیدا کند و قبایل همسایه را بترساند و سیادان پرسفید را از آن منطقه متواری کند. اگر دقت کنید مسئله بسیار روشن است. چنان چه ظاهر آن دنیایی آنها بتواند دشمنان آنها را بترساند و از این طریق برای آنها مزیتی محافظتی به همراه آورد، آنگاه به وضوح میتوان دید که چون این رفتاری در بین این اقوام تکامل مییابد. خواه این رفتار بویدن آب دهان خرس و خوردن خون گاو باشد یا پوشیدن جوراب با صندل. شاید بتوان گفت که نحوه تفکر، احساس، پوشش و باورهای افراد تقریبا می تواند به هر حالتی درآید تنها در صورتی که جامعه ای که این افراد در آن زندگی می کنند آنها را مجاب کرده باشد که آن کارها طبیعی است آن دسته از قواعد اجتماعی که افراد را متقاعد می کند تا گردنهای خود را حتی از آستانه شکستگی گردن نیز درازتر کنند سر نوزادان خود را شکاف دهند یا دختران خود را برای تنفروشی مقدس بفروشند کاملا قادر است تا حسادت جنسی را نیز با تبدیل کردن آن به امری مزهک یا بیمعنی خونسا کند یا تغییر شکل دهد. یعنی با تبدیل کردن آن به امری غیر طبیعی. همانطور که دیدیم نظریه تکامل برای توضیح دلیل حسادت جنسی نر به محاسبات ژنتیکی تکیه دارد که در پس مسئله قطعیت پدری قرار دارد. اما اگر مسئله به ژنها مربوط می شود بایستی یک مرد هنگام مقایسه بین برادرش و نرهای غیر خیشاوند در بسیار کمتری در مورد آمیزش جنسی همسرش با برادر خود داشته باشد چرا که برادر این مرد در نیمی از ژنها با او اشتراک دارد آقایان آیا شما چنانچه همسرتان را با برادرتان در تخت خواب ببینید کمتر از زمانی که او را با یک فرد کاملا غریبه ببینید آشفته میشوید خانم ها آیا شما ترجیح می دهید که شوهرتان با خواهرتان روی هم بریزد تا کسی دیگر؟ گمان نمی کنم که چنین باشد. آمیزش جنسی به سبک برد باخت. ما در مبحث استراتژی های ترکیبی جفتیابی که پیش مطرح شد به دیوید باس اشاره کردیم اما اکثر کارهای او به بررسی مسئله حسادت جنسی مربوط می شود باز تمایزی بین به اشتراک گذاری مواد غذایی و جفت قائل نمی شود و هر دو را در قالب مفهوم کمیابی توضیح می دهد. او می نویسد نقل قول. اگر غذای کافی برای تغذیه همه اعضای یک گروه وجود نداشته باشد، آنگاه برخی زنده میمانند و برخی دیگر از بین می روند. به طور مشابه اگر دو زن به یک مرد علاقه داشته باشند آنگاه پیروزی یکی از این دو زن در جذب این مرد به معنای شکست دیگری است پایان نقل قول باز تقریبا هیچ تردیدی ندارد که تکامل زیستی یک بازی برد باخت است که در آن برد فاتحان به هزینه باخت بازندگان رقم میخورد در بسیاری از موارد مجادلات بر سر سرشت مسائل جنسی انسان مثل یک جنگ بین فلسفه های اقتصادی سیاسی رقیب به نظر میرسد مدافعان روایت مرسوم برد قابیل را معادل باخت حابیل میدانند آنها به شما خواهند گفت زندگی همین است دیگر بچه این سرشت انسان است دنبال کردن نفع شخصی چیزی است که دنیا را پیش میبرد خودتان را باید با دندانهایتان هم که شده بالا بکشید دنیا جایی است که سگ سگ را میخورد و همیشه همینطور بوده است این نگاه اقتصاد بازاری به جفتیابی انسان بر این فرض بنا شده است که تک همسری در سرشت انسان است کنار گذاشتن ایده تک همسری یا همان مالکیت هر نر بر ظرفیت تولید مثلی یک ماده منجر به فروپاشی بازی من برنده تو بازنده خواهد شد همانطور که در بالا اشاره کردیم نظریات باس و همکارانش دارای منطقی خشک و معایبی عمیق است این دیدگاه توجهی به این موضوع ندارد که ظرفیت جنسی گونه ما به شدت بالاست روابط جنسی خارج از ازدواج در همه فرهنگها امری متداول است در هر دو نخستی که با ما خویشاوندی نزدیک دارند الگوی روابط جنسی روابطی متعدد و همزمان است هیچ یک از نخستی هایی که در گروه های اجتماعی بزرگ زندگی می کنند تک همسر نیستند. علاوه بر این دیوید باز به شکلی ویژه مدافع استراتژی های جفتیابی ترکیبی در گونه انسان است که ایدهی ناسازگار و خود متناقض است. باس و همکارانش دست به طراحی مطالعات بین فرهنگی زدند تا نشان دهند که مردان و زنان حسادت جنسی را به شکلی متفاوت از یکدیگر و مطابق با مختص به هر دو جنس تجربه می کنند. این محققان مدعی‌اند که موفق شدهاند دو پیش فرز بنیادی روایت مرسوم را تایید کنند. یک مردان به طور جهان شمول دغدغه قطعی قطعیت پدری دارند و بنابراین وفاداری جنسی جفتشان دغدغه اصلی آنهاست. دو در حالی که زنان به طور جهان شمول های دستیابی به منابع مردان را دارند. و به این ترتیب زنان در مقایسه با مردان از هر گونه رابطه عاطفی همسرشان بیشتر احساس خطر می کنند چرا که این ممکن است باعث شود تا شوهرشان آنها را به قصد زنان دیگر ترک کند و به این شکل از منابع محروم شوند وجود چنین تفاوتهایی بین مردان و زنان در نوع حسادت ورزی می تواند مدرکی قوی در حمایت از روایت مرسوم باشد. در یکی از این پژوهش ها باس و همکارانش از 1122 نفر خواستند تا شریک عاطفی جنسی خود را در حالی که با دیگری گرم گرفته است تصور کنند. سپس از آنها پرسیده شد که کدام گزینه آنها را بیشتر میرنجاند. الف تصور این که شریک عاطفی جنسی شما در حال شکل دادن به یک رابطه عمیق عاطفی و نه جنسی با شخص دیگری است یا ب تصور این که شریک عاطفی جنسی شما در حال بهره از یک رابطه جنسی و نه عاطفی با شخص دیگری است در مطالعاتی از این دست که در محوطه دانشگاه ایالات متحده آمریکا و اروپا صورت می گرفت باس و همکارانش دائما با نتایج کم و بیش مشابهی روبرو شدند. آنها دریافتند که پاسخهای مردان و زنان در حدود 35 درصد از موارد با یکدیگر فرق می کند و این نشان میداد که فرضی آنها ظاهرا تایید شده است و زنان نسبت به بیوفایی عاطفی شریکشان رنجش بیشتری نشان میدهند حتی اگر آن رابطه با آمیزش جنسی همراه نباشد در حالی که مردان نسبت به بیوفایی جنسی شریکشان آشفتگی بیشتری نشان میدهند حتی اگر بین شریکشان و شخص سوم رابطه عاطفی وجود نداشته باشد پژوهش باس علا رغم این که ظاهرا یک پژوهش بین فرهنگی است اما از عمق روش شناختی لازم برخوردار نیست باس و همکارانش دچار همان اشتباهی شدند که گریبانگیر بسیاری از پژوهش‌های حل مسائل جنسی می شود. تکیه بر یک زیر مجموعه معین از جمعیت آسانتر از نمونه گیری بر روی کل جامعه است تقریبا همه شرکت کنندگان در این پژوهش‌ها دانشجویان دانشگاه ها بودند ما میدانیم که دانشجویان کارشناسی گزینه مناسبی برای پژوهش نیستند اگرچه به راحتی میتوان موضوع را برای آنها توضیح داد و آنها را برای همکاری دارای انگیزه کرد مثلا با ارائه یک مدرک اعتباری مختصر در ازای پر کردن پرسشنامه اما پاسخهای آنها معیار مناسبی برای درک مسائل جنسی عموم انسانها به دست نمیدهد و با آن بسیار فاصله دارد حتی در جوامع آزاد غربی نیز افراد در این سن در مراحل اولیه رشد اجتماعی جنسی خود قرار دارند و به دلیل دارا نبودن تجربه کافی گزینه های مناسبی برای پاسخگویی به پرسش نظیر آمیزش جنسی تنها برای یک شب معیارهای جفتیابی دراز مدت یا تعداد مسلوب شریک های جنسی در طول عمر به حساب نمی آیند. و اینها پرسش بودند که در پژوهش باس از این افراد در مورد آنها سوال شده اما باس در این اشتباه تنها نیست اکثر پژوهش‌ها در مورد مسائل جنسی مبتنی بر پاسخ‌های دانشجویان 18 تا 22 ساله دانشگاه‌های آمریکا است. در حالی که ممکن است کسی مدعی شود که مرد 22 ساله کما بیش شبیه به یک مرد 50 ساله است، اما عده کمی حاضرند قبول کنند که یک زن 20 ساله در زمینه مسائل جنسی چندان شباهتی با زنی که 30 سال بزرگتر از اوست ندارد. در واقع باید پذیرفت که مسائل جنسی یک زن در طول دوران بزرگسالی به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر خواهند کرد. یا بهتر بگویم اگر شرایط اجازه دهد استفاده از کالج برای مطالعات بین فرهنگی یک مشکل دیگر نیز دارد و آن تفاوت‌های طبقاتی است در کشورهای در حال توسعه بیشتر دانشجویان دانشگاه‌ها از طبقات بالاتر جامعه هستند یک دانش آموز ثروتمند آنگولایی شباهت‌های بسیار بیشتری به یک دانشجوی پرتغالی دارد تا با فردی همسن خود که در ناحیه فقیرنشین از لواندا زندگی می کند. پژوهش میدانی خود ما در آفریقا نشان میدهد که باورها و رفتارهای جنسی به همان اندازه که در بخشهای مختلف جهان متفاوت است در بین طبقات اجتماعی و خورد فرهنگها نیز متفاوت است فراتر از اثرات تحریف کننده سنی و طبقاتی باس و همکارانش از این واقعیت کلیدی قافلند که تمامی شرکت کنندگان در این پجوهش ها، از جوامع پسا کشاورزی انتخاب شدند که مشخصه آنها مالکیت خصوصی، سلسله مراتب سیاسی، و های بین و چیزهای نظیر آن است. چطور میتوان انتظار داشت که مدعی یافتن جهان شمول های انسان شویم بدون آنکه دستکم کم به بررسی چندتایی از جوامع گشت زن پرداخته باشیم؟ یعنی جوامعی که افکار و رفتارهایشان تحت تاثیر زندگی مدرن شکل نگرفته است و دیدگاههایشان نمایانگر دیدگاه های حاکم بر بخش اعظم تاریخ تکامل ماست این در حالی است که تعداد فراوانی از پژوهش‌های انجام شده در روی جوامع گشتزن حاکی از وجود شباهت‌های مهم حتی بین جوامع گشتزن مناطق مختلف و همینطور تفاوت‌های قابل توجه بین هنجارهای این جوامع با جوامع پساکشاورزی است ممکن است که سوئدی ها و افراد طبقات بالای نیجریه خود را بسیار متفاوت از یکدیگر ببینند اما از دید پیشینیان آنها از بسیاری جهات شبیه به هم هستند اینکه برای جوامع گشت زن ساکن در بخش بالایی آمازون با هواپیما از آسمان پرسشنامه و خودکار بیاندازیم کار آسانی نیست از این روست که هنوز هم دشواری یا غیرممکن بودن مطالعه دیدگاه های این جوامع باعث می شود که اهمیت حیاتی آن برای این دست تحقیقات نادیده گرفته شود. این پارادایم تحقیقاتی وسیع اما سطحی شبیه به آن است که ادعا کنیم حقایقی جهان شمول راجع به ماهی ها کشف کرده ایم و این کار را با مطالعه رودخانه های سرتاسر سر جهان انجام داده ایم. پس تکلیف ماهی های درون دریاچه ها چه می شود و ماهی های درون نهرها و اقیانوس ها کریستیان هریس روانشناس یادآوری کرده است که نتیجه گیری های باس چیزی بیش از تایید یک سری حرفهای قدیمی نیست مثلا اینکه نقل قول مردان نسبت به هر گونه محرک جنسی در مقایسه با محرک عاطفی هیجانی واکنش جدی تری نشان می دهند و بیشتر به این نوع محرک ها علاقه دارند یا بهتر قادرند آن را تصور کنند پایان نقل قول به عبارت دیگر مردان در رابطه با آمیزش جنسی بیشتر برانگیخته می شوند زیرا آن را واضحتر از زنان تجسم می کنند. وقتی هریس واکنش های فیزیولوژیک افرادی را که به پرسش های باس پاسخ داده بودند بررسی کرد دریافت که بین زنان و مردان در واکنش فیزیولوژیک به خیانت جنسی شریکشان تفاوت اندکی وجود دارد اما تقریبا همه زنان همچنان عنوان می کردن که خیانت عاطفی برای آنها آزارندهتر و ناخوشایندتر از خیانت جنسی خواهد بود این پژوهش نشان میدهد که در مورد خیانت شریک عاطفی جنسی تفاوتی قابل تعمل بین چیزی که زنان واقعا احساس می کنند و چیزی که فکر می کنند باید احساس کنند وجود دارد. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. دو روانشناس به نام دیوید ای دیستنو و پیتر سالوی دریافتند که اشتباهات حتی اساسی تری در پژوهش باس وجود دارد. معلوم شد که هنگام پاسخ دادن به پرسش ها در مورد خیانت فرزی، نظام اعتقادی افراد وارد عمل شده و نقش ایفا می کند. این دانشمندان متوجه شدند که زنان در مقایسه با مردان بیشتر معتقدند که خیانت عاطفی خیانت جنسی را نیز به دنبال دارد. از این رو وقتی زنان خیانت عاطفی را آزارنده تر از خیانت جنسی میدانند به این دلیل است که بر این باورند اولی دومی را نیز درون خود دارد. به این ترتیب انتخاب بین خیانت جنسی و خیانت عاطفی محور اصلی بحث باس یک تمایز اشتباه است. دیوید ای لیشنر و همکارانش بر یک نقطه ضعف دیگر انگشت نهادند. در پژوهش باس به شرکت کنندگان تنها دو انتخاب داده می شود. تجسم خیانت جنسی بیشتر آزارنده است یا تجسم خیانت عاطفی؟ لیشنر میپرسد اگر هر دو سناریو افراد را به یک اندازه پریشان کند چطور؟ وقتی لیشنر این گزینه سوم را نیز اضافه کرد دریافت که برای اکثر شرکت کنندگان هر دو شکل از خیانت به یک اندازه ناراحت کننده است این مسئله یک بار دیگر بر بیاعتباری نتیجهگیریهای باس تاکید کرد دیدگاه باس و سایر روانشناسان تکاملی مبنی بر اینکه حسادت جنسی تا اندازهای در سرشت انسان جای دارد صحیح است اما اشتباه آنها این است که یافته های خود را به همه افراد، همه مکانها و همه زمانها تعمین می دهند. سرشت انسان از مادهی شدیدن وابسته به محیط ساخته شده است. همچون یک آینه است و البته آینه ای که ترک ها و خراشهای های جنتیکی تغییر نپذیری بر روی آن حک شده است. برای اکثر انسانها واقعیت تا حد زیادی همان چیزی است که با آنها گفته می شود. همچون تقریبا هر چیز دیگر حسادت جنسی تحت تاثیر شرایط اجتماعی است و اگر شرایط ایجاب کند به طور واضح می توان به یک حس ناخوشایند ناچیز تقلیل یابد. پانویس. علم واقعی یکی از معدود اگر نه تنها ابزارهای قابل اعتماد برای مشاهده پدیده ها فراتر از سوگیری ها و تعصبات فرهنگی است از این رو ضروری است که بدون ترس و واهمه به کشف سوگیری ها و تعصبات فرهنگی موجود در پژوهش ها بپردازیم پایان پانویس در میان اقوام سرینو در بولیوی حسادت جنسی در واکنش به اینکه همسر یک فرد مشوقه هایی داشته باشد برانگیخته نمی شود بلکه زمانی ایجاد می شود که آن مرد یا زن زمان و انرژی زیادی را صرف آن ها کنند. طبق گفته آلن هولنبرگ انسانشناس مفهوم عشق رمانتیک برای اقوام سیرینو محلی از اعراب ندارد. از نظر آنها آمیزش جنسی همچون گرسنگی صرفا یک سائق است که باید ارضا شود. برای این اقوام کلمه سکوبی من دوست دارم برای اشاره به هر چیزی که اقوام سیرینو از آن لذت میبرند مورد استفاده قرار میگیرد خواه غذا باشد یا جواهرات یا شریک جنسی هولمرک دریافت که اگرچه اصطلاحاتی مخصوص لذت شهوانی نیز وجود دارد اما هنگامی که پای لذت به میان میآید این قید و بندهای واژگانی به راحتی کنار گذاشته میشوند و هر اصطلاحی که دم دست باشد مورد استفاده قرار میگیرد ویلیام کروکر انسانشناس تایید می کند که مردان قوم کانلا به هیچ وجه حسادت جنسی نمی برزند. او می نویسد خواه مردان قوم کانلا در مورد اینکه با این مسئله مشکلی ندارند حقیقت را بگویند یا نه عملا آنها حین جشن ها و مراسم اجتماعی همراه با سایر اعضا زنانشان را ترغیب می کند تا رسم و رسوم را به جا آورند. منظور رسم و رسوم مربوط به آمیزش جنسی آینی با حدود 20 تن از مردان است. با این وجود مسلم است که شما دوست ندارید با شخصی سر میز پوکر بنشینید که مدعی مشکلی ندارد اگر همسرش با حدود 20 مرد آمیزش جنسی برقرار کند. جوامعی که در بالا بررسی کردیم از اقوام ساکن در جنگل‌های مهالود برزیل گرفته تا ساکنان دامنه‌های هیمالیا هر یک کارهایی تدبیر کرده اند تا حسادت جنسی و انحصار را به حد تقل برسانند. اما خلاف آن نیز ممکن است. به عبارت دیگر برخی جوامع به طور فعالانه اعضایشان را به انحصار طلبی ترغیب و تشویق می کنند. چه زبان می توان گفت یک مرد یک زن را دوست دارد؟ ترانه When Man Loves a Woman وقتی یک مرد یک زن را دوست دارد رکوردها را شکست و در صدر برترین ترانه بیلبورد هات 100 و جدول آر قرار گرفت. پانویس متن این ترانه توسط پرسیس سلنگ نوشته شده و اولین بار در 1966 ضبط شده است. پایان پانویس نسخه دیگری از آن 25 سال بعد توسط مایکل بولتون ارائه شد که این نسخه نیز در صدر جدول بهترین ها قرار گرفت. در حال حاضر در لیست گروه رولینگستون این ترانه در میان 500 ترانه برتر تاریخ رتبه 54 را به خود اختصاص داده است. هیچ چیزی به اندازه عشق و آمیزش جنسی در رسانه های غربی برجسته نیست و ترانه وقتی یک مرد یک زن را دوست دارد یک نمونه از پیامهایی است که در سرتاسر سر جهان بین افراد رمانتیک زمزمه می شود اما مگر آقای سلگ در این ترانه چه چیزهایی در مورد عشق یک مرد به یک زن می گوید از نگاه او نشانه های یک عشق مردانه واقعی چیست محدودیت های حق تکثیر اجازه نمی دهد تا متن ترانه را به طور کامل در اینجا بیاورم اما بیشتر خوانندگان متن این ترانه را به طور کامل به یاد دارند برای یادآوری وقتی یک مرد زنی را دوست دارد دوچار وسواس می شود و نمی تواند به هیچ چیز دیگری فکر کند حاضر است دنیا را بدهد تا به این زن دست یابد نسبت به هر گونه تقصیر یا اشتباه این زن نابیناست و حتی اگر دوست نزدیکش تلاش کند تا او را از این موضوع آگاه کند دوستش را کنار خواهد گذاشت تمام پولش را خرج خواهد کرد تا توجه او را به خود جلب کند و آخرین مورد که کم اهمیتتر از قبلی ها نیست حاضر است در زیر باران بخوابد اگر این زن چنین چیزی از او بخواهد. پیشنهاد ما این است که نام این ترانه به این شکل تغییر کند. وقتی یک مرد از نظر آسیب شناختی دچار وسواس می شود و با پست و ذلیل کردن خیش تمامی احترام و اعتبار خود را فدا می کند. و در هر صورت زن را از دست می دهد. زیرا به واقع کدام زن دوست پسری می خواهد که وقتی کسی از او بخواهد حاضر است در کوچه زیر باران بخوابد. به همین شکل ترانه هر نفسی که می کشی Every Breath You Take که در لیست رولینگستون رتبه 84 را به خود اختصاص داده است نیز جای بررسی دارد. این یکی از مشهورترین ترانه های سال 1983 برای یک ماه برترین ترانه بریتانیا و برای دو ماه برترین ترانه ایالات متحده بوده است. همچنین این ترانه جایزه بهترین ترانه سال را برنده شد و گروه The Police بابت این ترانه جایزه گرمی آن سال را برای بهترین کار پاپ به خانه برد. تا به امروز این ترانه بیش از ده میلیون بار در نقاط مختلف جهان درخواست شده است. گمان می کنیم که متن این ترانه را نیز به خوبی می دانید. اما آیا هیچگاه واقعا به معنای آن توجه کرده اید؟ اگرچه این ترانه به عنوان یکی از بهترین ترانه های عاشقانه همه دوران ها شناخته می شود، اما متن این ترانه به هیچ وجه درباره عشق نیست. متن ترانه از چشمانداز مردی است که درخواستش از سوی یک زن رد شده است. زنی که حاضر نشده است به پذیرت که به این مرد تعلق دارد. مرد میگوید که قصد دارد تا قدم به قدم او را دنبال کند. هر حرکت او را تماشا کند و ببیند که این زن شب را با چه کسی میگذراند و از این قبیل چیزها. آیا واقعا این یک ترانه عاشقانه است؟ از دیدگاه ما این ترانه صرفا شایسته کسب رتبه اول در جدول مربوط به احمقانه ترین ترانه ها و همینطور خطرناک ترین ترانه ها از نظر تجاوز به حریم شخصی افراد است. حتی خود استینگ که این ترانه را پس از بیدار شدن در نیمه شب نوشته است هنگامی که خط هر نفسی که میکشی هر تکانی که میخوری از ناخودآگاهش بیرون میزند تا مدتها متوجه این موضوع شود که این ترانه تا چه اندازه است او در یک مصاحبه خاطر نشان می کند که احتمالا هنگام نوشتن این ترانه در حال فکر کردن به رمان 1984 جورج اورول بوده است. اون رومانی در مورد نظارت و کنترل و قطعا نه در مورد عشق. از اینها که بگذریم آیا به راستی حسادت جنسی یک مسئله طبیعی است؟ در پاسخ می توان گفت بستگی دارد. قطعاً ترس یک چیز طبیعی است و همچون تمام اشکال ناامنی حسادت جنسی نیز بیانگر ترس است. اما اینکه زندگی جنسی دیگری ترس را در ما بیدار می کند یا نه بستگی به این دارد که در جامعه مذکور آمیزش جنسی، روابط و شخصیت افراد چگونه تعریف شده باشد. بچه اول غالبا نسبت به خواهر یا برادر تازه به دنیا آمدهش احساس حسادت دارد. والدین آگاه به بچه اول اطمینان خاطر می دهند که او همواره برای آنها خاص باقی خواهد ماند و کودک تازه به دنیا آمده هیچگاه تهدیدی برای جایگاه او محسوب نمی شود. و دوست داشتن کودک دوم از علاقه آنها به کودک اول نخواهد کاست. چرا قبول این که محبت مادر یک منبع محدود و از نوع برده یکی باخت دیگری نیست اینقدر آسان است اما محبت عاطفی جنسی یک منبع محدود در نظر گرفته می شود. ریچارد داکینز زیستشناس تکاملی این پرسش را به سبک خاص خود می فرسد. آیا برایتان خیلی واضح است که نمی توان بیش از یک نفر را دوست داشت؟ به نظر می رسد ما این مورد را در مورد دوست داشتن فرزندان والدین سرزنش می شوند اگر دست کم این طوروانه بود نکنند که به شکلی برابر فرزندانشان را دوست دارند. دوست داشتن کتاب ها، غذا ها، نوشیدنی ها، آهنگسازان، شاعران، مناطق دیدنی، دوستان و غیره قبول داریم. اما چرا وقتی پای دوست داشتن عاطفی جنسی به میان می آید آن را یک استثنا در نظر گرفته و حتی بدون لحظه فکر کردن امکان آن را رد می کنیم. به راستی دلیل این موضوع چیست اگر وابستگی اقتصادی که گریبانگیر اغلب زنان و فرزندان نشان می شود وجود نداشت و باعث نمی شد که دسترسی جنسی به زنان تبدیل به یک کالای شدیدن کنترل شونده شود آیا این میزان شیوع و تجربه حسادت جنسی در جوامع غربی به شکل کنونی باقی می ماند؟ اگر تقریبا همه مردان و زنان به آسانی به امنیت اقتصادی و رابطه جنسی بدون احساس گناه دسترسی داشتند همانطور که در بسیاری از جوامعی که پیشتر بررسی کردیم و همینطور در میان نزدیکترین عموزاده نخستی ما وجود دارد چطور اگر هیچ زنی نیازی نداشت نگران این باشد که مباد و شریکش او و فرزندانش را بینوا و آسیب پذیر ترک کند چطور اگر عموم افراد می توانستند از این موضوع مطمئن باشند که هرگز در رابطه با یافتن شریک جنسی با مشکل مواجه نخواهند بود چطور؟ اگر ما در فرهنگی بزرگ نمی شدیم که در دوران خردسالی در گوش ما بخوانند که دوست داشتن حقیقی دوست داشتنی وسواس و انحصار طلبانه است چطور؟ اگر همچون قوم موسو ما عزت و خودمختاری کسانی را که دوستشان داریم به رسمیت می شناختیم چطور؟ به زبان دیگر اگر آمیزش جنسی، مهردوستی و امنیت اقتصادی همانطور که در دسترس ما بود که در دسترس گذشتگان ما بود چطور؟ به راستی اگر ترس از میان رود، دلیل دیگری برای حسادت جنسی باقی می ماند؟ نقل قول، انسان شادتر خواهد بود، نه هنگامی که سرطان را درمان کند، یا به مریخ برود، یا تعصبات نژادی را پایان بخشد، یا دریاچه ایری را عذاب خالی کند، بلکه زمانی که راههایی بعد تا اجتماعات ابتدایی را دوباره برپا سازد این آرمان شهر من است کورت وونگوت جی آر پانویس لیک اری یکی از پنج دریاچه بزرگ آمریکای شمالی پایان پانویس به گفته ای ادوارد ویلسون همه ی آنچه میتوان از بررسی تاریخ ژنتیکی انسان نتیجه گرفت این است که در گذشته در مقایسه با امروز اخلاقیات جنسی آزادانه تری بر انسان حاکم بوده است که طی آن کارکرد فعالیت جنسی بیش از هر چیز تحکیم پیوند اعضای گروه بوده است و تنها در وهله دوم به عنوان ابزاری برای تولید مثل مطرح بوده است از این بهتر نمیتوان این موضوع را بیان کرد اما اگر مسائل جنسی انسان بیش از هر چیز سازوکاری برای ایجاد پیوند در گروه های اجتماعی هم بسته بوده است و مسئله قطعیت پدری در آن گروهها مطرح نبوده است آنگاه روایت مرسوم در مورد تکامل جنسی انسان زیر سوال می رود. این پیشفرز منسوخ که در طول تاریخ زنان همواره خدمات جنسی خود را در ازای کمک مردان در بچه داری، تأمین غذا و محافظت از ایشان و از این قبیل چیزها با مردان معامله کردند، با در نظر گرفتن بسیاری از جوامعی که در آنها زنان هیچ نیازی به چنین معاملاتی ندارند از اعتبار میافتد. روایت مرسوم به جای آنکه به دنبال تبیینی معقول برای توضیح اینکه چگونه به وضعیت کنونی رسیده این باشد دیدگاهی آلوده به سوگیری ها و تعصبات ناشی از اخلاقیات معاصر است که خود را به شکل یک نظریه علمی بزک کرده و از پس عینک که کوژ این تعصبات به قضاوت در مورد زمانهای دور و پیشا تاریخ نیز می پردازد و در تلاش است تا امروز را اقلانی و موجه و گذشته را مبهم جلوه دهد و سلام پایان فصل دهم ده سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای بوف آوای بوف فصل 11 هم ثروت طبیعت فقر نقل قول خانم ها و آقایان مسئله این است هرس به دلیل نبود کلمه بهتر از همین کلمه استفاده می کنم هرس کلمه صحیحی است و از همه بهتر موضوع را توضیح می دهد هرس به عمق موضوع نفوذ می کند. معنای اصلی را بیرون می کشد و ماهیت روحیه تکاملی را روشن می کند. هرس در همه اشکالش حرکت رو به جلوی بشریت را رقم زده است. جورج گکو در فیلم وال استریت. نقل قول چه چیزی علت استفاده نادرست انسان از جهان است؟ پاسخ را در یک کلمه می توان خلاصه کرد. هرس. هرس دردناکترین مصیبت را به بار می آورد. لارنتی ماکسا مذهب آفریقایی سنت های اخلاقی زندگی همراه با فراوانی علم ملالنگیز اقتصاد از همان ابتدا ملالنگیز بود. در پایان یک بعد از ظهر پاییزی در سال 1838 آنچه که احتمالا درخشانترین ایده است که انگلستان تا کنون به خود دیده است در ذهن چارلز داروین جرقه زد و او را در حیرت فرو برد. پانویس ریچارد داکینز از این ایده به عنوان قویترین ایده ای که تا به حال به ذهن بشر رسیده است یاد می کند. پایان پانویس دقیقا در همان زمان که چارلز داروین مشغول مطالعه مقاله ای از توماس مالتوز در مورد اصل جمعیت بود جرقه های ابتدایی ایده انتخاب طبیعی به ذهنش خطور کرد در ویکیپدیا توماس مالتوز در بین افرادی که بیشترین تاثیرگذاری را بر تاریخ داشتند رتبه 80 را به خود اختصاص داده است اگر معیار ارزشگذاری بر یک ایده میزان ماندگاریش در طول زمان باشد میتوان گفت که او شایسته رتبهش است بعد از گذشت بیش از دو قرن به سختی میتوان دانشجویی را در رشته اقتصاد یافت که با مباحث ساده که توسط اولین پروفسور اقتصاد دنیا مطرح شده است بیگانه باشد به یاد دارید که مالتوس استدلال می کرد که بر تعداد افراد یک جامعه با سرعت تصاعد هندسی 2 4 8 16 32 افسوده می شود اما کشاورزان تنها قادر به عرضه غذا با سرعت تصاعد حسابی دو چهار شیش هشت ده هستند چرا که روند خالی شدن مزارع کشاورزی جدید و همینطور ظرفیت تولید هر دو به صورت خطی دو سه چهار پنج شش افزایش میابد. این استدلال سرراست مقدمی است که مالتوز از آن این نتیجه تند و خشن را بیرون می افزایش بیروی جمعیت، درماندگی و قهدی گسترده سرنوشت محدوم بشر است. و در این مورد کوچکترین کاری نمی انجام داد. کمک به فقرا مانند غذا دادن به کبوترهای شهر لندن است همه آنها تولید مثل می کنند و به واسطه افزایش جمعیت دوباره به خط فقر باز می گردند پس این کار چه لزومی دارد مالتوز ادعا می کند که فقر و بیچارگی رایج در طبقات پایین اجتماع کاملا اجتناب ناپذیر است تخمین های مالتوس در مورد آهنگ رشد جمعیت انسان بر مبنای افزایش جمعیت اروپاییان در آمریکای شمالی طی 150 سال 1650 تا 1800 صورت گرفته بود. او محاسبه کرده بود که در این بازه زمانی جمعیت مهاجرنشین تقریبا هر 25 سال دو برابر شده است و میپنداشت که این میتواند برآورد معقولی از آهنگ رشد کلی جمعیت باشد. داروین در زندگی نامش که به قلم خود نوشت زمانی را به یاد می آورد که این محاسبات ترسناک مالتوزی را در مورد طبیعت به کار برد. نقل قول آنچه در یک لحظه مرا حیرت زده کرد این بود که با این اصاف تغییرات مطلوب حفظ می شوند و نامطلوب ها از بین می روند و نتیجه شکلگیری گونه های جدید است. آنجا بود که سرانجام به نتیجه ای رسیدم که به وسیله آن کار کردن سنخته. مترایتلی نویسنده این متون علمی بر این باور است که مالتوس این درس ناامید کننده را به داروین داد که ازدیاد جمعیت لزوما به بیماری های واگیر، قهدی یا خشونت منتهی می شود و او را مجاب کرد که راز انتخاب طبیعی در تنازع بقا نهفته است. این گونه بود که اندیشه درخشان داروین در پناه افکار تاریک مالتوسی پدیدار شد. آلفرد راسل والاس که خود نیز مستقل از داروین به اصل انتخاب طبیعی رسیده بود هنگام مطالعه همان مقاله در کلبه ای در ساحل یک رودخانه مالاریایی در مالزی در حالی که به شدت بیمار بود همین جرقه در فکرک زده شد جورج برنارد شاو نمایش نویس ایرلندی نیز تلخی مالتوسی پنهان در ایده ای انتخاب طبیعی را حس کرد و با تأسف نوشت هنگامی که اهمیتش به تمامی بر تو آشکار میشود، گوی قلبت درون سینه در تلی از خاک دفت می شود. شاو از تقدیر زننده موجود در مفهوم انتخاب طبیعی ابراز تأسف می کند و از تأثیرش بر افول ناخوشایند زیبایی و هوش، قدرت و هدف، افتخار و امید گلایه می کند. اگرچه داروین و والاس به بهترین شکل از این محاسبات ترسناک مالتوسی استفاده کردهاند اما باید بدانید که محاسبات مالتوس مشکل دارند و بخشهای مختلفش با هم جور در نمیآیند قبایل شکارچی مانند سایر حیوانات شکارچی که هر دو به شیوه مشابهی معیشت می کنند با تراکمی پایین در سطح کره زمین پخش می شوند. آنها مانند سایر حیوانات شکارچی همواره یا باید رقیبان خود را برانند یا از آنها بگریزند و به نوعی در ستیز همیشگی با رقبا باشند. به این شکل قبایل همسایه در نزاع دائمی با یکدیگر به سر میبرند. صرفا مسئله افزایش جمعیت در یک قبیله به معنی تجاوز به قبیله مجاور است چرا که قلم روی وسیع تری برای جای دادن به جمعیت مازادش نیاز دارد. به این ترتیب زنده ماندن قبیله پیروز در این میدان به مرگ دشمنش وابسته است. توماس مالتوس، مقاله ای در اصل جمعیت اگر تخمین های مالتوس درباره رشد جمعیت حتی نزدیک به واقعیت بود، آنگاه او و در نتیجه داروین کاملا برحق بودند که فرض کنند جوامع انسانی از دیرباز درگیر مسئله قلم رو و در نتیجه در حالت نزاع دائمی با یکدیگر بودند. در کتاب تبار انسان Decent of Man داروین بار دیگر به محاسبات مالتوز استناد کرد و چنین نوشت. نقل قول جمعیت های متمدن مانند ایالات متحده به این مشهورند که در شرایط مناسب می توانند جمعیتشان را طی 25 سال تا دو برابر افزایش دهند. با این آهنگ رشد جمعیت حال حاضر ایالات متحد سی میلیون نفر طی 657 سال کل سطح کره زمین را طوری پوشش خواهند داد که هر چهار نفر باید در کمتر از یک متر مربع 8 دهم متر مربع جای بگیرند. اگر نظریه مالتوس درباره اینکه جمعیت انسان مقبل تاریخ در هر 25 سال دو برابر می شود درست بود، این نتایج هم مورد قبول بود اما امروز میدانیم که نه نظریه او درست است و نه آن نتایج در واقع تا پیش از ظهور دوران کشاورزی دامپروری جمعیت نیاکان ما نه هر 25 سال بلکه هر 250 هزار سال دو برابر می شده است به این ترتیب مالتوز و همچنین داروین فقط یک ذریب ده هزار را از قلم انداخته بودند مالتوز تصور می کرد که رنجی که در اطراف خود می بیند چیزی همیشگی و گریز ناپذیر بوده که در تمام طول تاریخ بر زندگی انسان و حیوانات سایه افکنده بوده است. او متوجه نبود که خیابانهای شلوغ و پرهیاهوی لندن سالهای 1800 هیچ شباهتی به شرایط ما قبل تاریخ ندارند. یک قرن و نیم پیشتر نیز توماس هابز همین اشتباه را کرده و با تعمیم دادن تجربه شخصی خود دیدگاه نادرستی از زندگی ما قبل تاریخ به تصویر کشید. توماس هابز در وحشت و ترس زاده شد مادرش با شنیدن خبر حمله قریب الوقوع نیروی دریایی اسپانیا به انگلستان دچار زایمان زود رس شده بود. سالها بعد هابس نوشت مادرم دو قلو زایید. منو ترس. کتاب مشهور لویاتان که او در آن ادعا می کند زندگی ما قبل تاریخ غیر اجتماعی، فقیرانه، کثیف، خشن و کوتاه بوده است، در پاریس رشته تحریر درآمد. یعنی جایی که او در آنجا پنهان شده بود تا از دست کسانی که طی جنگ داخلی انگلستان به واسطه حمایتش از سلطنت با او دشمن شده بودند، در امان بماند. پس از آن مدتی مبتلا به یک بیماری مهلک شد و شش ماه به حال مرگ افتاد در این مدت نوشتن این کتاب لویاتان تقریبا متوقف شد با انتشار کتاب لویاتان در فرانسه زندگی هابس با تهدید همراهان تبعیدیاش روبرو شد چرا که آنها از اظهارات ضد کاتولیکی کتاب رنجیده بودند این شد که از طریق کانال دوباره به انگلستان پناه برد و این بار از کسانی طلب بخشایش کرد که یازده سال پیش از دست آنان فرار کرده بود پانویس کانال جریان آبی که دریای شمال را به اقیانوس آتلانتیک متصل می کند و کشور فرانسه و بریتانیا را از یکدیگر جدا می کند. پایان پانویس گرچه به او اجازه ماندن داده شد اما انتشار کتابش توسط کلیسا ممنوع اعلام شد. دانشگاه آکسفورد نیز آن را ممنوع کرد و در آتش سوزان. مارک لیلا تاریخدان فرهنگی در وصف دنیای هابس چنین می نویسد. مسیحیان آشفته از تصورات آخر و زمانی با خشم و غضب خاصی که تنها در ارتباط با مسلمانها یهودیان و کافران به کار می بردند به شکار و کشتن دیگر مسیحیان دست می زدند. نوعی جنون در جریان بود. هابس این قبیل دیوانگی های عصر خود را به منزله یک هنجار در نظر گرفت و آن را به دوره های ما قبل تاریخ تعمیم داد. یعنی دورانی که تقریبا هیچ چیز از آن نمیدانست. آنچه هابس سرشت بشر نامید تجسمی از قرن هفدهم اروپا بود زمانی که زندگی برای بسیاری از انسانها سخت و خشن بود گرچه این دیدگاه هابزی قرن هاست که دوام آورده اما واقعیت این است که تصور تاریک هابز از زندگی بشر ما قبل تاریخ همانقدر معتبر است که نتیجه گیری درباره گرگ های سیبری از روی مشاهدات انجام شده بر روی سگ های ولگرد تیگوانا. اگر منصف باشیم باید بگوییم که مالتوس هابس و داروین هر سه به دلیل عدم دسترسی به داده های کافی دچار محدودیت بودند. داروین با اعتبار علمی فراوانی که داشت این موضوع را دریافته بود و سخت تلاش کرد تا این کمبود را جبران کند. وی تمام عمر مفید خود را صرف گردآوری نمونه یادداشت برداری های مفصل و مکاتبه با هر کسی کرد که بتواند اطلاعات مفیدی در اختیار او بگذارد. اما این کافی نبود و حقایق مهم تا چندین دهه بعد آشکار نشد. اما اکنون ما آنها را در اختیار داریم. امروز دانشمندان با بررسی استخوان‌ها و دندان‌های قدیمی و به کارگیری روش تاریخ نگاری کربن در خاکستر آتش‌های دوره پلیستوسن و ردگیری تغییرات DNA ای میتوکندریای نیاکانمان به یافته‌های جدیدی دست یافتند و این یافته‌های جدید اشتباهات این دیدگاه ماقبل تاریخی را که هابس و مالتوس بر آن قسم می‌خوردند و داروین نیز آن را در بست پذیرفته بود به وضوح نمایان می‌کند. من مسکین بینوا نقل قول ما با آنچه که داریم دارا نمیشویم بلکه با چیزهایی که از آنها صرف نظر می کنیم دارا می شویم. امانویل کانت اگر این گفته جورج اورول درست بود که کسانی که گذشته را کنترل می کنند آینده را کنترل می کنند پس در مورد کسانی که گذشته دور را کنترل می کنند چه می توان گفت؟ امروز می دانیم که پیش از افزایش جمعیت انسان که به موازات ظهور دوران کشاورزی رخ داد، بیشتر نقاط این جهان پهناور خالی از سکنه بوده است. اما با این وجود حتی امروز نیز همچنان دیدگاه تصویر شده توسط هابس، مالتوز و داروین ازدیاد وحشتناک جمعیت انسان در دوران ما قبل تاریخ عمیقا در نظریه تکامل جا خوش کرده و مانند یک ورد تکرار می شود. یافته ها و واقعیت ها هم که به جهنم برای مثال فیلسوفی به نام دیوید لیوینگستون سمیت در مقاله اخیرش به نام چرا جنگ نگاه غلط مالتوسی را با تمام یعص نهفته در آن منعکس می کند. نقل قول رقابت بر سر منابع محدود موتور تغییرات تکاملی است. هر جمعیتی که بدون محدودیت تولید مثل کند سرانجام با کمبود منابعی که با آن وابسته است مواجه می شود و هنگامی که جمعیت به حد انفجار رسید افراد چاره‌ای جز رقابت بیشتر و بیشتر بر سر منابع رو به کاهش ندارند. در این شرایط آنهایی که میتوانند منابع را در اختیار بگیرند به سلامت رشد و نمو میکنند و آنهایی که نمیتوانند میمیرند. تا اینجا کار اشکالی ندارد. اما پارا نمیتوان فراتر از این نهاد چرا که اسمیت فراموش کرده است که نیاکان ما پرسه زنانی اصیل بودند کوچگرانی که بدون ندرت بیش از چند روز از پیاده روی باز میماندند همواره در حال رفتن و ترک کردن بهترین کاری بوده که بلد بودند. چرا باید فرض کنیم که آنها با ماندن در یک ناحیه پرجمعیت خالی شده از منابع نزاع بی سرانجامی را برای خود رقم می زدند در حالی که می توانستند به سادگی در امتداد ساحل به پیش بروند همان گونه که در طی نسل های بیشمار چنین کردند و بشر ما قبل تاریخ هیچگاه مانند خرگوش تولید مثل مهار نشده نداشته است و اتفاقا داستانش کاملا خلاف این بوده است در حقیقت رشد جمعیت بشر ما قبل تاریخ بسیار کمتر از یک هزارم درصد در سال برآورد شده است. به سختی میتوان انفجار جمعیتی که مالتوس از آن حرف میزد را متصور شد. جنبه های زیستی تولید مثل بشری در بستر زندگی به سبک گشت زنی رشد سریع جمعیت را اگر نه غیر ممکن غیر میساخت. زنان در دوره شیردهی به ندرت باردار میشوند و در نبود شیر حیوانات اهلی زنان شکارچی گردآورنده هر بچه را تا پنج یا شش سال شیر میدادند علاوه بر این مقتضیات سبک زندگی شکارگری گردآوری حمل بیش از یک بچه کوچک را برای مادر حتی با فرض کمک های فراوان دیگران غیرعقلانی مینمود سرانجام میزان پایین چربی در بدن زنان شکارچی گردآورنده نسبت به خواهران پساکشاورزیشان باعث میشد که اولین قاعدگی را دیرتر تجربه کنند به عبارت دیگر اغلب زنان گردآورنده تا آخرین سالهای دهه دوم زندگیشان تخمگذاری نداشتند که همین دوره تولید مثلی کوتاهتری را برای آنان رقم میزد واقعیت آن است که هابس مالتوز و داروین خودشان درگیر اثرات ناگوار اشباع جمعیت بیماری های واگیر شایع جنگ دائمی نزاع ماکیاولی بر سر قدرت بودند اما دنیای ما قبل تاریخ کم جمعیت و در بسیاری نقاط بدون جمعیت بود به جز مناطق دورافتاده محصور در بیابانها یا جزایری مانند پاپوا در گینی نو جهان ما قبل تاریخ تا حدود زیادی بیحد و مرز بود بیشتر محققان بر این باورند که نیاکان ما تنها در حدود پنجاه هزار سال پیش از آفریقا از سفر کردند و تقریبا 5 یا ده هزار سال بعد وارد اروپا شدند به همین شکل احتمالا تا حدود دوازده هزار سال پیش بر روی خاک آمریکای شمالی رد پایی از انسان نبوده است طی چند هزار سال پیش از دوره کشاورزی احتمالا کل تعداد هوموساپینس های روی کره زمین هیچگاه از یک میلیون بیشتر نشده است و قطعا به جمعیت کنونی شیکاگو هم نمی است. علاوه بر این یافته های حاصل از تحلیل های دی این ای خبر از چندین تنگنای جمعیتی ناشی از بلایای محیطی می دهد که جمعیت گونه های ما را حتی تا همین هفتاد هزار سال پیش تا مرز چند هزار نفر نیز رسانده است. نباید فراموش کرد که گونه ما بسیار جوان است تعداد اندکی از نیاکان ما با آن فشارهای انتخابی سخت گیرانی ناشی از کم کمبود منابع روبرو رو بودند که هابس مالتوز و داروین از آن حرف میزنند به طور کلی سفر تاریخی نیاکان ما در جهانی مملو از گونه انسان که همواره بر سر بخشهای کوچکی از آن با هم در جنگ بودند به وقوع نپیوسته است بلکه راهی که اکثریت نیاکان ما میپیمودند به زیست بوم هایی می میرسیده است که چیزی شبیه به انسان از قبل در آنجا ساکن نبوده است نیاکان ما مانند مار پیتون برمه که اخیرا در منطقه اورگلیدز رها شده است و یا آن نو وزقی کین تود که بدون کنترل در استرالیا گسترده شده یا گرگهای های تیمبر تیمبر والز که اخیرا دوباره به یلوستون بازگشتند معمولا به یک کنام باز وارد میشوند پانویس اورگلیدز منطقه طبیعی در جنوب ایالات متحد در ایالت فلوریدا کنام اکولوژیکال نیچ دامنه ای از هر یک از متغیرهای محیطی نظیر دما، رطوبت و اقلام غذا که گونه در چارچوب آنها قادر به بقا و تولید مثل است. در حقیقت کنام یک گونه به همه راه های ارتباطی آن گونه با زیستگاه گفته می شود و با مفهوم زیستگاه متفاوت است. کنام جانداران توضیح دهنده چگونگی تقسیم منابع یک اکوسیستم میان آنها و چگونگی پاسخ جانداران به این تقسیم منابع است. پایان پانویس هنگامی که هابز نوشت انسان برای انسان مانند یک گرگ بلگرده است نمیدانست که چه تشریک مسایی و ارتباطاتی میان گرگ ها می برقرار باشد اگر که غذای کافی برای همه وجود داشته باشد. اعضای یک گونه زمانی که در زیست جدید و غنی پراکنده می شوند، محکوم به نزاهای مرگبار با یکدیگر نیستند مادامی که کنام غنی است این گونه کشمکش های در گونه ای بر سر غذا غیر لازم و به ضرر موفقیت تولید مثلی اعضا است سخن ما این است که حتی در جهانی که تا حد زیادی خالی بوده است نیز زندگی اجتماعی گشت زنان به هیچ وجه غیر اجتماعی و فردی نبوده است پانویس گشت زنان فورجرز به نظر می رسد عبارت خوراکجویان معادل بهتری برای این واژه باشد اما برای ایجاد هماهنگی در کل متن واژه گشت زنان استفاده می شود. پایان پانویس به همین شکل اگر هابس مدعی بود که زندگی ما قبل تاریخ فقیرانه بوده و مالتوس باور داشت که فقر گریزناپذیر و ابدی است اما باید متذکر شد که اغلب گشت زنان خود بر این باور نیستند که فقیرند و اتفاقا همه شواهد حاکی از آن است که برای نیاکان بسیار هوشمند ما که آتش را نیز تحت کنترل خود درآورده بودند و زنجیره همکاریشان با یکدیگر بسیار قوی بوده است زندگی چندان دشوار نمیگذشته است البته شکی نیست که بلایای گاه به گاه محیطی مانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و فورانهای آتش فشانی زیانبار بودند اما اغلب نیاکان ما در جهانی وسیع و خالی از سکنه و مملو از مواد غذایی میزیستند. علاوه بر این انسان برای صدها هزار نسل همه چیز خاری کرده است و این گزینه های غذایی بسیاری را برایش فراهم آورده است. گیاهان از خاک تغذیه می کنند. آهو گیاهان را میخورد یوز آهو را شکار می کند. اما انسان همه چیز را از جمله یوزپلنگ، آهو، گیاهان و حتی خاک را می بخورد و میخورد. ناامیدی میلیونرها فقر اختراع تمدن است مارشال سالینز یکی از مقالات اخیر نیویورک تایمز با تیتر در سیلیکون ولی میلیونرهایی زندگی می کنند که خود را ثروتمند نمیدانند این گونه آغاز می شود. نقل قول اینجا در سیلیکون ولی آقای هل استگر تقریبا با هر تعریفی بجز تعریف خودش و احتمالا همسایه ها و اطرافیانش فردی موفق است پایان نقل قول در این مقاله آمده است نقل قول اگرچه درآمد خالص آقای استگر و همسرش حدود 3.5 میلیون دلار است اما آنها هنوز هم 12 ساعت در روز کار می کنند به علاوه 10 ساعت در آخر هفته پایان نقل قول استگر توضیح می دهد چند میلیون دلار دیگر آنقدر که پیش از این ارزش داشت نمی ارزد. گری کرمن درآمد خالص حدودا 10 میلیون دلار که بنیانگذار یک سرویس دوستیابی آنلاین به نام match.com است میگوید در اینجا هر کس به فردی بالاتر از خود چشم دوخته است او 60 تا 80 ساعت در هفته کار می کند زیرا به نظر او اینجا با 10 میلیون دلار عملا هیچی نیستید یک مدیر اجرایی دیگر که به همین نتیجه رسیده است میگوید نقل قول اینجا یک درصد بالایی یک دهم یک درصد بالایی را و یک دهم یک درصد بالایی یک یک صدم یک درصد بالایی را دنبال می کنند. پایان نقل قول. این طرز فکر به سیلیکون ولی محدود نمی شود. گزارشی از بی بی سی در سپتامبر 2003 از این قرار است. نقل قول. فقرای جدید ثروتمندان هستند. پایان نقل قول. دکتر کلایا همیلتون استاد دانشگاه کمبریج در مورد ثروتمندان رنجور تحقیق و مطالعه کرد و دریافت که از هر ده نفری که سالانه بیش از پنجاه هزار دلار اکنون تقریبا هشتاد هزار دلار درآمد دارند چهار نفر احساس فقیر بودن می کنند. همیلتون اینطور نتیجه میگیرد نقل قول نگرانی های واقعی فقر دیروز نگرانی های خیالی ثروتمند امروز شده است پایان نقل قول مطالعه دیگری در ایالات متحده نشان داد که 45 درصد از کسانی که ثروت خالصشان به خانه بیش از یک میلیون دلار است نگران این هستند که پیش از مرگشان بیپول شوند بیش از یک سوم افرادی با دارایی بیش از 5 میلیون دلار نیز همین نگرانی را داشتند افلونزا نام مستعار تب تجمل آنطور که بعضی میپندارند مصیبتی بیپایان برای بشر نیست پانویس افلوئنزا این واژه واژه‌ای ترکیبی و ساخته شده از دو واژه اینفلوئنزا به معنی آنفولانزا و افلوئنس به معنی تجمل یا فراوانی است پایان پانویس این حالت ناشی از نابرابری ثروت است و از دوران کشاورزی و دامپروری گریبانگیر بشر شده است این در حالی است که حتی هنوز هم در جوامع مدرن گاهی نشانه هایی از برابری خواهی کهن نیاکانمان را می‌یابیم اوایل دهه 1960 پزشکی به نام استوارت ولف چیزهایی درباره شهری در شمال شرقی پنسیلوانیا شنید که ساکنانش مهاجران ایتالیایی و نوادگان آنها بودند او شنیده بود که در این شهر بیماری قلبی عملا ناشناخته بود وی تصمیم گرفت با دقت بیشتری وضعیت شهر روزتو را بررسی کند او دریافت که در این شهر تقریبا هیچ فردی نیست که پیش از 55 سالگی نشانههایی از بیماری قلبی داشته باشد افراد بالای 65 سال نیز تنها حدود نیمی از مشکلات قلبی آمریکایی های میان سال را داشتند. به همین شکل میزان کلی مرگ و میر در روزتو حدوداً یک سوم کمتر از میانگین های ملی است. بعد از انجام تحقیقات دقیق و با کنار گذاشتن عواملی از قبیل ورزش، رژیم غذایی و متغیرهای منطقه‌ای مانند سطح آلودگی، ولف و همکارانش جان براون که انسانشناس بود، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی که اهالی روزتو را سالمتر از دیگران نگه می‌دارد، ماهیت همان جامعه است که در آن زندگی می کنند. آنها دریافتند که در بیشتر خانواده ها سه نسل در کنار یکدیگر زندگی می کردند. مسنترها از احترام زیادی برخوردار بودند و اینکه جامعه هر گونه نمایش ثروت را آر می دانست. رفتاری که علتش ترسه از چشم زده شدن به دلیل خودنمایی بود که از یک باور کهن روستاییان ایتالیایی مربوط به مالوچیو نشأت می گرفت. ولف می نویسد بچه ها اینطور آموزش داده شده بودند که نمایش ثروت یا فخر فروشی به همسایه بدشانسی می وقتی در میانه دهه 1960 پیوندهای اجتماعی برابری خواهانه شهر روزتو به تدریج از بین رفت، ولف و براون پیش کردند که نرخ مرگ و در شهر طی یک نسل رو به افزایش خواهد گذاشت. آنها در ادامه مطالعاتی که طی 25 سال بعد انجام دادند، گزارش دادند که تاثیرگذارترین تغییر اجتماعی رخ داده در این شهر این است که تابوی دیرین مبتنی بر قباحت خودنمایی از بین رفته است. و دیگر اینکه خصوصیت به اشتراک گذاری که روزی مشخصه شهر روزتو بود، جای خود را به رقابت داده است. تحقیق آنها نشان میداد که آهنگ افزایش ابتلا به بیماری قلبی و سکته طی یک نسل دو برابر شده بود. در بین گشت زنان که دارایی ها به طور اشتراکی استفاده می شود، فقر معنایی ندارد. یک انسانشناس به نام مارشال شالین در کتاب کلاسیکش به نام اقتصاد عصر حجر توضیح می دهد که ابتدایی ترین مردمان دارایی های کمی داشتند اما فقیر نبودند. معنای فقر داشتن مقدار معین و محدودی از کالاها یا صرفا ارتباطی بین وسایل و اهداف نیست بلکه بالاتر از همه نسبت بین انسان هاست. فقر یک جامعه اجتماعی است و در این راستا میتوان گفت که فقر اختراع تمدن است. سقرات نیز 2400 سال پیش به همین نکته اشاره کرده است. نقل قول ثروتمندترین انسان کسی است که با کمترین ها خرسند است چرا که محبت طبیعت همین خرسندی است. پایان نقل قول اما محبت تمدن از نوع مادیات است. دیوید پلاتس روزنامه نگار پس از خواندن جز به جز ای کتاب عهد عتیق از لحن کاسب آن یکی خورده بود. او نوشت نقل قول موضوع اصلی کتاب مقدس به ویژه از ابتدای تکوین املاک و دارایی است. خدا دائما در کار معاملات زمین و معامله مجدد آن با شرایط جدید است. البته تنها دل مشغولی کتاب مقدس زمین نیست، بلکه اموال قابل حمل مانند طلا، نقره و دام را نیز شامل می شود. پایان نقل قول. مالتوس و داروین هر دو از برابرگرایی موجود در میان اقوام گشت زنان متحیر بودند. مالتوس چنین نوشته است: در میان اغلب قبیله های آمریکایی برابری در حد بالایی رواج دارد طوری که همه اعضای جامعه تقریبا سهم برابری در تحمل دشواری های زندگی بدوی و فشار قحطی های گاه به گاه دارند داروین نیز به سهم خود تضاد بنیادین بین تمدن مبتنی بر سرمایه را که با آن آشنا بود و آنچه که در میان بومیان به عنوان سخاوتمندی های در تضاد با نفع شخصی میدید تشخیص میداد و در همین خصوص نوشت نقل قول عادتهای کوچگران چه در دشتهای گسترده چه در جنگلهای انبوه و استوایی یا در امتداد سواحل دریاها به هر صورت به ضرر این اقوام است چرا که برابری کامل همه ساکنان تا مدت مدیدی از پیشرفت تمدنشان جلوگیری خواهد کرد پایان نقل قول یافتن خورسندی در میان اقوامی با نازلترین درجه انسانیت در تلاش برای ارائه نمونه از بدبخت ترین، و فقیرترین اشکال زندگی وحشی ها، مالتوز از ساکنین بدبخت تیرا دلفاگو نام میبرد که از دید مسافران اروپایی در نازل ترین درجه انسانیت به سر می بردند. درست سی سال بعد، چارلز داروین به تیرا دلفاگو رفت و همان مردم را از نزدیک نظاره کرد. او در مورد فاگویی ها با مالتوز موافق بود و در یادداشت های روزانش نوشت بر این باورم که اگر دنیا را بگردیم مردمانی تا به این اندازه سطح پایین نمیابیم. روبرت فیتسروی کاپیتان کشتی بیگل همان کشتی که داروین با آن سفر می کرد در سفر قبلیش به طور اتفاقی سه جوان فواگویی را سوار کرده و به انگلستان برگردانیده بود تا آنها را با شکوه زندگی بریتانیایی آشنا کند و همینطور امکان تعلیم آموزه های مسیحی را برای آنها فراهم کند پس از اینکه این سه این نفر شخصا مزیت های زندگی متمدن را تجربه کردند، فیتروی آنها را به میان مردم خودشان برگرداند تا به عنوان مبلغ دین مسیحیت خدمت کنند. هدف از این طرح این بود که آنها بتوانند نابخردانه بودن سبک زندگی وحشیشان را برای سایر فواگوی ها روشن کنند و از این طریق به آنها کمک کنند تا به دنیای متمدن بپیوندند. اما درست یک سال پس از اینکه جمی، یورک و فوجیا نزد مردمشان در دامنی کوه وولیا بازگردانده شدند، جایی در نزدیکی مکانی که امروز به کوه داروین مشهور است، خدمه کشتی بیگل با این حقیقت مواجه شدند که خانه ها و باغهایی که دریانوردان بریتانیایی برای فواگویی ساخته بودند، متروک و پوشیده از گیاه است. سرانجام معلوم شد که جمی و دیگر مبلغان فواگویی به سبک زندگی پیشین خود بازگشتند. داروین بسیار اندوهگین شد و در یادداشت‌های روزانه خود نوشت که او هیچگاه شاهد چنین تغییر اندوهباری نبوده است و اینکه تحمل دیدن آن برایش دردناک است. آنها جمی را به کشتی آوردند و او را برای صرف شام با کاپیتان آماده کردند و وقتی دیدند که حداقل روش استفاده درست از قاشق و چنگار را هنوز به یاد دارد، خیالشان آسوده شد. کاپیتان فیتسروی پیشنهاد داد که او را به انگلستان برگردانند اما جمی نپذیرفت و گفت که کمترین تمایلی برای بازگشت به انگلستان ندارد چرا که او با وجود انواع میوه ها، انواع ماهی ها و انواع پرندگان خوشحال و رازی است. یوکاتان را به یاد بیاورید. یوکاتان را به یاد بیاورید. آنچه که شاید شدیدترین سطوح فقر، نازلترین درجه زندگی انسانی به نظر برسد، خود میتواند شامل شکل های غیرقابل تشخیصی از ثروت باشد. قهد زدگی از چشم غیر بومیان بومیان استرالیا را به یاد بیاورید که با خوشحالی موشهای صحرایی لاغر را کباب می و حشرات آبدار را می زیر نگاه های ها که یقین داشتند آنچه شاهدش هستند آخرین راهکار در برابر فشار شدید گرسنگی بر بومیان است. هنگامی که سعی می کنیم از قبیله خود فاصله بگیریم دیترایبالایزینگ یعنی زمانی که عینک عادات و الزامات فرهنگی زمان و مکان خود را از چشم می‌داریم، آنگاه ممکن است فقر و ثروت را در جاهایی بیابیم که اصلا انتظارش را نداشتیم پایان فصل یازدهم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آبای فصل دوازدهم مم خودخواه عنوان زننده است پانویست میم یا مم اشاره دارد به یک مفهوم یا عمل که تبدیل به یک هنجار می شود و به این طریق خود را در یک جامعه تکرار و تکثیر می کند. پایان پانویس اصطلاح مم را ریچارد داکینز نویسنده ی کتاب ژن خودخواه در مقابل ژن ابدا کرد. و منظورش از این کلمه یک واحد اطلاعاتی بود که میتواند در جامعه از طریق آموزش و یا تقلید تکثیر شود و یا به نسل بعد منتقل شود درست همانطور که ژن مطلوب از طریق تولید مثل به نسل بعد منتقل می شود همانطور که در جامعه ما قبل تاریخ ممهای برابری خواه به اشتراک گذاری منابع و سهیم شدن در خطرات مطلوب بودند در اغلب جوامع پساکشاورزی نیز مم خودخواهی تکثیر شده است در علم اقتصاد کمتر صاحب نظری به اندازه آدم سمیت بر این تاکید کرده است که هم در و شفقت نیز مانند تعریب نفع شخصی به طور طبیعی در نوع بشر وجود دارد. این یک فرض غلط است که گمان کنیم ذهنیت اقتصادی امروز که بر پیش فرض کمبود منابع استوار شده است به نوعی راهکار ازلی ابدی انسان برای مسائل عرضه، تقاضا و توزیع ثروت بوده است. متاسفانه این ذهنیت غلط در طی چند قرن اخیر بیش از هر عامل دیگری جریان فکری در حوزه های انسان فلسفه و اقتصاد را به بیراه کشنده است. همان گونه که یک اقتصاددان به نام جان گودی توضیح می دهد، رفتار اقتصادی اقلانی، حسابگرانه، صرفا متعلق به سرمایداری بازار است و یک مجموعه باور القا شده است و نه یک قاعده عینی و جهان شمول طبیعت، افسانه انسان مختصد حسابگر صرفا بیانگر اصول سازمان دهنده سرمایهداری معاصر است و نه چیزی بیشتر یا کمتر. هومو اکونومیکوس انسان مختصد هرسی داریم که بر سر آن توافق کرده ایم. We have agreed with which we have agreed. کتاب جامعه ادی ودر بسیاری از اقتصاددانان از یاد برده اند یا هرگز درک نکرده اند که اصل مرکزی مرکزیشان یعنی هومو اکونومیکوس یا انسان حسابگر افسانه است که در فرضیات غلط پیرامون سرشت انسان ریشه دارد و یک حقیقت پایه‌ای نیست که بتوان با تکیه بر آن یک فلسفه اقتصادی ماندگار را بنا هنگامی که جان سوارت میر اعلام کرد که از دید او یک تعریف صرفا قراردادی از انسان میتواند آن موجودی باشد که به ناچار به دنبال کارهایی است که بتواند با صرف کمترین میزان تلاش و مرارت جسمانی به بیشترین مایحتاج تسهیلات و تجملات دست یابد هیچگاه پیشبینی نمیکرد که روزی این تعریف قراردادیش تا قرنها حد و حدود تفکرات اقتصادی را تعیین خواهد کرد جملات روسو را به یاد بیاورید که میگفت اگر می توانستم خودم محل تولدم را انتخاب کنم سرزمینی را انتخاب می کردم که در آن هر کس دیگری را بشناسد جایی که نه شیوه های ناشناخته فساد و نه رفتارهای ریاکارانه بتوانند از نظارت و قضاوت عمومی پنهان بمانند کسانی که ادعا می کنند هرس ورزی صرفاً بخشی از سرشت انسان است بیشتر اوقات شرایط و کانتکست بافتار را در نظر نمیگیرند. بلکه هرس برزی بخشی از سرشت انسان است همانطور که شرمساری بخشی از سرشت انسان است و همینطور سخاوتمندی و نه فقط سخاوتمندی در قبال خویشاوندان ژنتیکی اما اینکه کدام یک از این صفات در انسان نمود پیدا کند به بافتار بستگی دارد هنگامی که اقتصاددانان الگوهایشان را بر توهماتشان از انسان حسابگر که تنها محرکش نفع شخصی است میسازند اهمیت بافتار اجتماعی یعنی کلیت پر اهمیت شبکه ای از معنا که ما انسان‌ها به دور یکدیگر میتنیم را فراموش می کنند. همان بافتار گریز ناپذیری که در واقع همه چیز انسان بودن در آن به وقوع پیوسته است. برای مثال یکی از آزمایش های فکری که در نظری بازی ها گیم تیوری و اقتصاد بیش از همه به آن ارجا داده می شود The Prisoner's Dilemma معمای زندانی است. پانویس گیم شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که در علوم اجتماعی و به ویژه در اقتصاد، زیست شناسی، مهندسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، علوم کامپیوتر، بازاریابی و فلسفه مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه بازی در تلاش است توسط ریاضیات رفتار را در شرایط راهبردی یا بازی که در آن موفقیت فرد در انتخاب کردن وابسته به انتخاب دیگران می باشد به دست آورد. پایان پانویس این معما یک مدل ساده و هوشمندانه از روابط متقابل را به نمایش میگذارد و بعضی از دانشمندان آن را ایکولای روانشناسی اجتماعی مینامند پانویس اشیریشا کولای که به طور اختصار ایکولای نیز نامیده می شود، نوعی باسیل است که به طور شایع در روده جانوران خونگرم وجود دارد این سویه های بیآزار بخشی از فلور عادی روده هستند آنها در تولید ویتامین کادو نقش دارند و از استقرار باکتری های بیماریزا در روده جلوگیری می کنند. پایان پانویس معما به این ترتیب است. فرض کنید دو مزمون دستگیر شدند، اما پلیس شواهد و مدارک کافی برای محکومیت آنها ندارد. پس از اینکه دو زندانی از هم جدا می شوند، به هر دو پیشنهاد یکسانی داده می شود. اگر شما علیه شریک جرمتان شهادت دهید و او ساکت بماند، شما آزاد خواهید شد و او به ده سال زندان محکوم خواهد شد. اگر او علیه شما شهادت دهد و شما چنین نکنید، او آزاد می شود و شما به مدت ده سال زندانی خواهید شد. اگر هیچ یک از شما علیه دیگری شهادت ندهند، هر دو شش ماه زندانی خواهید شد. اگر هر دو علیه یکدیگر شهادت دهید، هر دو پنج سال زندانی خواهید شد. هر یک از زندانی ها باید میان شهادت یا سکوت یکی را انتخاب کنند. به هر زندانی گفته شده که دیگری از تصمیم او خبردار نخواهد شد. به نظرتان زندانی ها چطور پاسخ خواهند داد؟ در شکل کلاسیک بازی شرک های جرم تقریبا همیشه یکدیگر را لو می دهند. زیرا هر کدام نفع خود را در لو دادن سریع دیگری می بینند. حرف بزن و آزاد شد. اما این نتیجه نظری را برای یک زندانی واقعی در هر جای دنیا تعریف کنید و از او بپرسید که برای کسی که همدستش را لو می دهد چه پیش خواهد آمد. این نظریه سرانجام زمانی به واقعیت نزدیک شد که دانشمندان به بازی بازیکنان اجازه دادند که در این بازی تجربه کسب کنند تا ببینند آیا با گذشته زمان رفتارشان تغییر می کند یا نه. آنطور که رابرت اکسل رود در کتاب تکامل یافتن همکاری توضیح می دهد، بازیکنان به سرعت آموختند که اگر ساکت بمانند و امیدوار باشند که شریکشان نیز چنین کند شانس بهتری خواهند داشت اگر شریکشان اعتراف میکرد بدنامی را برای خود میخرید و به این ترتیب پیرو الگوی این به آن در تنبیه میشد با گذشت زمان بازیکنانی که روش نوع دوستانه داشتند برنده شدند در حالی که آنهایی که فقط بنا به منافع شخصی کوتاه مدتشان عمل کرده بودند با مشکلات جدی روبرو شدند شاید از پشت خنجر خوردند. تفسیر کلاسیک از این آزمایش بار دیگر هنگامی زیر سوال رفت که گریگوری اس و همکارانش تصمیم گرفتند با استفاده از دستگاه امارای فعالیت مغزی بازیکنان زن را حین بازی تحت نظر بگیرند. آنها منتظر بودند مواردی را ببینند که شرکت کنندگان به این که سرشان کلاه برود واکنش شدیدی نشان دهند یعنی حالتی که یکی سعی در همکاری دارد و طرف دیگر او را لو می دهد. اما چیز دیگری توجه این محققان را به خود جلب کرد برنز به ناتالی انجیر از روزنامه نیویورک تایمز گفت واقعا از نتایج شگفت زده شدیم مغز قویترین واکنش را هنگام مواجه با عمل همکاری نشان میداد آشکارترین سیگنال ها مربوط به رفتارهای همکارانه بود و در ناهی از مغز به چشم میخورد که از قبل میدانستیم در پاسخ به دسرهای خوشمزه، تصویر صورتهای زیبا، پول، کوکائین و همه چیزهای خوشایند مجاز و غیر فعال میشوند. برنز و گروه تحقیقاتیش با تحلیل اسکنهای مغزی دریافتند هنگامی که زنان در حال همکاری بودند دو بخش از مغز یعنی انتروونتال جسم مخطط قدامی و اوربیتو فرانتال کورتکس کورتکس لوب پیشانی که هر دو پاسخگوی دوپامین هستند فعال می شدند. هر دو ناحیه در کنترل محرک آنی رفتار استراری و پردازش پاداش نقش دارند. هرچند که برنز از آنچه گروه تحقیقاتیش یافته بود شگفت زده بود اما مجموعا از این تحقیق خورسند بود او گفت این نتیجه اطمینان بخش است به عبارتی این نشان می دهد که ما برای همکاری با یکدیگر ساخته شده ایم. تراژدی منابع اشتراکی مقاله گرت هاردین با عنوان The Tragedy of the Commons، ترژدی منابع اشتراکی که اولین بار در مجله معتبر ساینس در سال 1968 چاپ شد یکی از مقالاتی است که بیشترین دفعات چاپ مجدد را در یک مجله علمی داشته است پانویس The Tragedy of the Commons این مقاله توسط نشر چشمه و به ترجمه عبدالحسین وحابزاده به عنوان بخشی از کتاب بومشناسی علم اوسیانگر 1381 به فارسی برگردانده شده است. پایان پانویس نویسندگان مقاله اخیر World Bank Discussion مناظرات بانک جهانی این مقاله را الگوی غالبی نامیدند که از طریق آن دانشمندان علوم اجتماعی موضوعات مربوط به منابع طبیعی را بررسی می کنند. پانویس الگو یا پارادایم برای آسان فهم بودن از عبارت الگو استفاده شد. معادل دقیقتر تر پارادایم است. الگوواره یا پارادایم سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعی از الگوها و نظریه ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل دادند. هر گروه یا جامعه واقعیات پیرامون خود را در چارچوب الگوواره که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف می کنند. الگوواره هایی که از زمانهای قدیم موجود بودند از طریق آموزش محیط به افراد برای فرد به صورت چارچوب های بدیهی در میآیند. پایان پانویس به قول یک انسان شناس به نام جی این اپل این مقاله از سوی محققین و متخصصان به عنوان مصن مقدس پذیرفته شده است. تا میانه های دهه 1800 هنوز بیشتر بخش های روستایی انگلستان به طور اشتراکی استفاده می شد. در واقع املاک همگی متعلق به شاه بود اما در دسترس همگان قرار داشت. چیزی شبیه به مناطق آزاد در غرب ایالات متحده پیش از کشیده شدن هزارهای سیمخاردار. هاردین در این مقاله با مدل قرار دادن منابع اشتراکی در کشور انگلیس ادعا کرده که می توان عواقب و سرانجام مالکیت اشتراکی بر منابع را نشان داد. هاردین استدلال می کند که هنگامی که استفاده از یک مرتع برای همگان آزاد است، هر چوپانی سعی می کند تا حد امکان گله بزرگتری را به چرا بیاورد. از دید خود او خطاهی چوپان منطق اقتصادی قابل قبولی دارد و در این حال به تخریب چراگاه می انجامد. هاردین می نویسد چوپان عاقل نتیجه خواهد گرفت که تنها کار عاقلانه افسودن بر تعداد دام های است. این تنها گزینه منطقی است زیرا همه در هزینه های تخریب مرتع در اثر چرای بیش از حد شریک هستند در حالی که سود حاصل از افسودن بر دام گله فقط به جیب همان شخص می روید. از آنجایی که هر چوپان به تنهایی به همین نتیجه خواهد رسید زمین مشترک برای چرای گله ها به ناچار بیش از حد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هاردین نتیجه میگیرد اشتراکی کردن منابع باعث نابودی آن منابع خواهد شد همانند افکار مالتوس در مورد نسبت رشد جمعیت با ظرفیت کشاورزی و دامپروری بحث هاردین نیز یک موضوع موفقیت به شمار میرفت زیرا یک یک معادله ساده ای به علاوه B مساوی با C را بیان می کند که آنقدر واضح است که در مورد درستی آن هیچ تردیدی نیست. دو برای توجیه تصمیمات بیرحمانی قدرت های حاکم مفید است برای مثال اغلب رهبران سیاسی و مالی بریتانیا برای توجیه بیعملیشان در خصوص فقر گسترده در بریتانیا به مقاله مالتوز استناد می کردند. از جمله در توضیح قهدی گسترده دهه 1840 که در آن چند میلیون ایرلندی در اثر گرسنگی مردند و تعداد بیشتری به بی ایالات متحده گریختند اظهارات هاردین در مورد نابخردانه بودن مالکیت اشتراکی به طور مکرر برای سرپوشگذاری بر بحث های خصوصی سازی خدمات دولتی و تصرف زمین های محلی به کار گرفته شده است. البته یک نقطه مشترک دیگر نیز در بحث های هاردین و مالتوس وجود دارد و آن اینکه هر دو در مواجهه با واقعیت فرو می ریزند. همانطور که ایان انگوس نویسنده کانادایی می نویسد، هاردین به سادگی از آنچه در عالم واقع در بحث منابع اشتراکی روی می دهد، یعنی نظارت درونی موجود در اجتماعات درگیر این منابع اشتراکی چشم پوشی کرده است. هاردین این حقیقت را از یاد برده بود که در جوامع روستایی کوچک که تراکم جمعیت به حدی پایین است که همه یکدیگر را میشناسند، یک نمونه واقعی آن در زمینهای اشتراکی تاریخی انگلستان و یا در جوامع گشت نیایی هر فردی که بخواهد منابع مشترک را به خطر بیاندازد به سرعت شناسایی و تنبیه می شود. مطالعات الینور اوستروم اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در مورد نحوه سازماندهی منابع مشترک در جوامع کوچک او را به این نتیجه رساند که در همه این نوع جوامع شکلهایی از نظارت برای برخورد با هر نوع تقلب و یا استفاده ناعادلانه از منابع وجود دارد برخلاف آنچه که توسط اقتصاددانان و سایر افراد مخالف با مدیریت محلی منابع جلوه داده شده است اشتراکی بودن منابع در جایی که منابع به وسیله گروههای کوچک متشکل از افراد وابسته به هم کنترل شوند، تهدیدی برای منابع به شمار نمیرود منابع اشتراکی تحت کنترل گروههای کوچک را فراموش کنید امروز باید با تراژدی عمومی بودن دریاها آسمانها رودخانهها و جنگلها مواجه شویم شیلات در سراسر دنیا رو به نابودی است زیرا هیچ کس اعتبار، قدرت و انگیزه برای متوقف ساختن ناوگان بین المللی استخراج از آبهایی که متعلق به همه و در نتیجه این عمل به هیچ کس است ندارد. به همین شکل مواد سمی دودکش های صنایع چینی که چراغشان با سوزاندن غیرقانونی زغال استخراجی از روسیه روشن است در ریاه های مردم کره میرود در حالی که نفت ونزوئلا که در اتومبیل های آمریکایی میسوزد یخهای گرینلند را ذوب میکند چیزی که این تراژدی زنجیروار را ممکن میسازد فقدان شرمساری هم در سطح منطقه و هم در سطح فردی است در حالی که این موضوع برای انسانهای مقابل تاریخ به کلی طور دیگری بوده است به کارگیری اقتصاد مالتوسی، معمای زندانی و تراژدی منابع اشتراکی و صادر کردن احکام قاطعانه اما غلط در مورد جوامع پیشا ناشی از چشم بستن بر قواعد و ویژگی زندگی در جوامع کوچک مقیاس است. جوامعی که بنا به روسو در آنجا هیچ کس نمیتواند از نظارت و قضاوت عمومی فرار کند این تراژدی تراژدی منابع اشتراکی تنها زمانی رقم میخورد که اندازه گروه از توان افراد گروه برای نظارت بر یکدیگر فراتر رود یعنی اندازه گروه از عدد دانبار بیشتر می شود. پانویس دانبارز نمبر اشاره دارد به یک محدودیت شناختی در رابطه با تعداد افرادی که یک فرض می تواند با آنها روابط اجتماعی پایدار و باثباتی را ایجاد و حفظ کند. پایان پانویس بلی، در جوامع نخستی ها اندازه گروه به طور قطع اهمیت دارد. و اما عدد دانبار پس از آگاهی از اهمیت رفتار جوریدن در نخستی های اجتماعی پانویس جوریدن گرومینگ کاویدن چیزی در چیز دیگر مانند جوریدن شپش سر پایان پانویس رابین دانبار انسانشناس بریتانیایی تلاش کرد تعداد اعضای هر گروه را بر مبنای میزان رشد بخش نئوکورتیکال مغز تخمین بزند او با استفاده از این همبستگی پیش بینی کرد که از زمانی که تعداد اعضای یک گروه انسانی به حدود 150 نفر میرسد پیگیری و نظارت بر این که چه کسی چه کاری می کند برای اعضای گروه دشوار می شود. بنا به گفته دانبار این یافته به آن معناست که ما از نظر تعداد افرادی که میتوانیم با آنها روابط متقابل و پایدار ایجاد کنیم به دلیل ظرفیت پردازش نوکورتیکال مغزمان دچار محدودیت هستیم انسان دیگر نیز با یک مشاهده دیگر بر این موضوع صحه گذاشتند آنها دریافتند هنگامی که تعداد اعضای گروه ها به طور قابل توجهی از این عدد بیشتر می شود میل به تقسیم شدن به دو گروه کوچکتر به میان می آید چند سال پیش از انتشار مقاله دانبار در 1992 ماروین هریس یادآور شده بود که در یک گروه 50 نفره یا یک روستای 150 نفره هر کسی دیگری را به خوبی میشناسد طوری که پیوند حاصل از این تعامل متقابل می تواند افراد را سالها کنار یکدیگر نگه دارد. در این چارچوب مردم چیزهای مختلف را به یکدیگر می بخشند و در قبال آن انتظار دارند که از یکدیگر چیزهای مختلف نیز بستانند. در سالهای اخیر نویسندگان جدید از جمله مالکوم گلدول در کتاب پرفروش خود به نام The Tipping Point نقطه انحراف ایده محدودیت ناشی از تعداد 150 نفر برای کارکرد طبیعی گروه های انسانی را بر سر زبان ها انداختند. برای انسان که در گروه های سمیمی و کوچک تکامل یافته است، چنان که هر کس نام دیگری را می داند، مواجهه با آزادی نامحدود ناشی از گمنام و غریب بودن نسبت به یکدیگر چندان آسان به نظر نمی رسد. وقتی جمعیت یک جامعه از حد معینی فراتر رود که در آن افراد حتی آشنایی مختصری نیز با یکدیگر نداشته باشند رفتارهای ما و انتخابهای پیش روی ما تغییر می کند و حس ما نسبت به کارهای امکان پذیر و قابل قبول از هر زمان دیگری انتظایی تر می شود. در مورد بدفهمی از کمونیزم کمونیسم از سرشت انسان نیز همین استدلال را می توان پیش کشید. مالکیت اشتراکی در جوامع بزرگی که مردم نسبت به یکدیگر ناشناس هستند جواب نمی دهد. یک انسان شناس به نام جان بودلی در کتاب قدرت مقیاس می نویسد نقل قول. اندازه جوامع و فرهنگ های انسانی مهم است زیرا به طور طبیعی تمرکز قدرت اجتماعی در جوامع بزرگتر بیشتر خواهد شد جوامع بزرگتر نسبت به جوامع کوچکتر کمتر دموکراتیک خواهند بود و توزیع خطرات و پاداش ها بین افراد نیز در این جوامع نابرابرتر می شود پایان نقل قول دقیقا به دلیل بزرگ شدن جوامع کارکرد همساری در قبال یکدیگر کاهش می آود. هنگامی که دیوار برلین برانداخته شد طرفداران نظام سرمایهداری که از شادی در پوست خود نمیگنجیدند اعلام کردند که نقص اساسی کمونیسم اشتباه در تبیین سرشت انسان بوده است خب باید گفت هم بله هم خیر خطای مهلک مارکس صرفا بها ندادن به اهمیت بافدار یا کانتکست نبود سرشت انسان در بافتار جوامعه به هم پیوسته و صمیمی به شیوه معینی جلوه میکند اما در بافتار مناسبات بیگانه و منافع رو در رو این سرشت تغییر می کند و انسان تبدیل به موجود دیگری می شود. در واقع انسان هر دوی این موجودات است. پانویس کریستوفر رویان نویسنده ی کتاب در بخشی از مکاتبه شخصیش در راستای این پاراگراف می گوید نقل قول. تراژدی بزرگ انسانیت این است که ما آن نظم اجتماعی را که در آن شکل داده می شدیم تا با یکدیگر مهربان باشیم و به با یکدیگر عشق بورزیم از دست داده ایم و امروز خود را درون یک نظم اجتماعی می بینیم که ما را ترغیب می کند تا جاهطلب، خودخواه و ناراضی و فزونخواه رفتار کنیم و نکته اینجاست که عمیقترین سرشت ما این است که یک حیوان اجتماعی باشیم که آموزههای های را جذب می کند. و معدودی از ما از گوهر توانایی به چالش گرفتن این آموزه ها برخورداریم. پایان نقل قول و پایان پانویس رویای پیشرفت بی پایان. او یک بربر وحشی است و فکر می کنند رسوم قبیله و جزیرش قوانین طبیعت هستند. جورج برنارد شاو قیصر در کتاب قیصر و کلوپاترا پرده دوم آیا به راستی ما در بهترین زمان و مکان ممکن زده شده ایم؟ یا دوران ما صرفا یک لحظه تصادفی از بینهایت است؟ صرفا یک لحظه در بین بیشمار لحظات دیگر همراه با شادی ها و ناامیدی های مختص به خودش؟ شاید از دید شما اندیشیدن به چنین پرسشی کار بیهودهی باشد. اما باید بدانید که ما از نظر روانشناختی همواره تمایل داریم تجربه خود را به عنوان استاندارد در نظر بگیریم جامعه خودمان را آدم به حساب آوریم حتی شاید به طور ناخودآگاه باور کنیم که ما برگزیده ایم خدا با ماست و تیم ما لایق برنده شدن است به همین منظور برای اینکه زمان حال را در جذابترین حالتش ببینیم دوران گذشته را خونبار و پر از درد و وحشت تصور میکنیم و نگاه هابزی قرنهاست که این گرایش روانی را حمایت میکند این یک فرض اشتباه است که بپنداریم فرایند تکامل پروسه‌ای به سوی بهبود و پیشرفت است و های در حال تکامل در حال پیشرفت به سوی یک هدف قایی و مطلوب هستند. چون این نیست. واقعیت این است که یک جامعه یا ارگانیزم در جریان تکامل صرفاً با گذر نسل‌ها خود را با شرایط متغیر سازگار می‌کند. اگرچه این تغییرات ممکن است در لحظه مفید باشند، اما واقعا پیشرفت به حساب نمی‌آیند. چرا که شرایط بیرونی هیچگاه از تغییر باز نمی این خطا بر این فرض غلط استوار است که اینجا و اکنون به وضوح از آنجا و آن دوران بهتر است. پس از گذشت سه قرن و نیم هنوز دانشمندان از قول هابز به ما میگویند که چقدر خوش اقبال بودیم که بعد از روی کار آمدن جمهوریت به دنیا آمدیم و از رنج گیر دوران بربریت در امان مانده ایم. تصور اینکه ما خوش اقبال های تاریخ ما هستیم بسیار مایه تسلی است اما بیایید جرأت کنیم و پرسش ممنوعه را بپرسیم واقعا چقدر خوش اقبال هستیم دوران ما قبل تاریخ اسیر در چنگال فقر یا قنوده در دامان وفور نعمت انسان ما قبل تاریخ بر به عادت غذا را ذخیره نمی کرد اما این موضوع به این معنی نبود که او در گرسنگی مزمن به سر می برد مطالعات انجام شده بر روی استخوان‌ها و دندان‌های انسان‌های ماقبل تاریخ نشان می‌دهد که زندگی انسان کهن با نخوردن‌ها و پرخوری‌های دوره‌ای همراه بوده است اما دوره‌های طولانی قحطی و گرسنگی نادر بودند شاید بپرسید از کجا می‌دانیم که نیاکان ما در مرز قحطی و گرسنگی به سر نمی‌بردند هنگامی که کودک و نوجوان به مدت یک هفته تغذیه کافی نداشته باشد رشد استخوان‌های بلند در دست‌ها و پاهایش کند می‌شود هنگامی که تغذیه بهبود مییابد و استخوانها دوباره شروع به رشد میکنند چگالی استخانهای جدیدا رشد کرده با چگالی استخوانها در دوران کم غذایی متفاوت است اشعه X این خطوط آشکار را در استخوانهای کهن نشان میدهد که به نام هریس لاینز خطوط هریس شناخته میشوند به همین شکل تجربه دوره های طولانی تر سوء تغذیه بر روی دندان ها اثراتی به جای می گذارد که هایپوپلازیاس نامیده می این اثرات به شکل نوارهای بیرنگ و حفره کوچک در سطح مینای دندان ظاهر می شوند که پس از گذشت قرن متمادی در بقایای فسیل‌ها قابل مشاهده و نکته اینجاست که باستانشناسان در اسکلت مربوط به جوامع شکارچی گردآورنده در مقایسه با اسکلت های جوامع یک جانشین که برای تأمین غذایشان وابسته به کشاورزی بودند خطوط هریس و هایپوپلازیای دندانی کمتری را یافتند این موضوع منطقی به نظر می رسد زیرا شکارگر گردآورها به دلیل تحرک بسیار زیادی که داشتند کمتر احتمال داشت که قهدی های طولانی مدت را تجربه کنند زیرا اغلب می توانستند به سادگی به مناطقی که شرایط بهتری داشت نقل مکان کنند نزدیک به 800 اسکلت از حوالی تپه دیکسون پایینتر از دره ایلینویز مورد بررسی قرار گرفتند آنها تصویر روشنی از تغییرات میزان سلامتی را در برهی تغییر سبک زندگی از گشت زنی به کشاورزی کاشت قلات در 1200 سال پس از میلاد نمایان می کنند. یافته های جورج آرملاگوس و همکارانش از بقایای استخوان‌های کشاورزان گویای افزایش 50 درصدی در میزان ابتلا به سوء تغذیه مزمن و سه برابر شدن بیماری های افونی که در زایات استخوانی خود را نشان می‌دهد در مقایسه با همین بیماری ها در بین گشت زنان پیش از آنهاست. علاوه بر این آنها شواهدی مبنی بر افزایش مرگ و اطفال تأخیر در رشد استخوانی در بزرگسالان و افزایش چهار برابری در ابتلا به پراتیک هایپراستاسیز پوکی استخوان متقارن یافتند که نشانی کمخونی ناشی از کمبود آهن در بیش از نیمی از جمعیت بود محققان مختلف این روی کرده عجیب و آسانگیرانی گشت زنان به مقوله غذا را که هیچ چیز در یخچال نداشتند مورد بررسی قرار دادند پول لیجیون مبلغ مسیحی فرانسوی که شش ماه را میان منتقنائی ها در کبک امروزی سپری کرد از گشاد دستی این بومیان به خشم آمده و می نویسد اگر میزبان من دو، سه یا چهار سگ آبی شکار می کرد خواه شب بود یا روز برای همه همسایگان وحشیش زیافتی برپا می کرد و آنها هم اگر چیزی می گرفتند باز جشنی برپا می شد طوری که از یک زیافت بیرون می آمدی و در جا به یک زیافت دیگر می رفتی. و گاهی حتی سومی یا چهارمی هم در کار بود هنگامی که لیجون سعی کرده بود در مورد فواید ذخیره مقداری از غذاها برایشان توضیح دهد آنها به او خندیده بودند و گفته بودند فردا نیز با آنچه شکار خواهیم کرد زیافت دیگری برپا میکنیم نوریت برت دیوید انسانشناس استرالیایی توضیح می دهد. دقیقا همانطور که رفتار غربی ها با فرض آنها مبنی بر کم بودن غذا قابل توضیح است، رفتار شکارگر گردآورها نیز با فرض آنها بر فراوانی قابل درک است. همچنین همانطور که رفتار غربی ها را با فرض کمبود غذا می توان تحلیل و حتی پیش بینی کرد رفتار شکارچی گردآورها را با فرض اینکه به قدر کافی غذا وجود دارد می توان تحلیل و بررسی کرد در حالی که کشاورزان برای کشت برنج، سیب زمینی، گندم یا قله تقلا می کنند رژیم غذایی یک گشت زن مجموعه متنوعی از گیاهان و جانداران مقضی است اما بیایید ببینیم گشت زنی چقدر کار میبرد. آیا به راستی راه موثری برای به دست آوردن غذاست دیوید مدسن باستانشناس میزان کارآمدی انرژی گشت زنی را برای جمعآوری جیرجیرکهای های مرمون که جزئی از رژیم غذایی مردم بومی کنونی یوتا بودند بررسی کرد گروه او با آهنگی حدود 8 کیلو در ساعت جیرجیرک ها را گردآوری کردند با همین سرعت متسن محاسبه کرد که آنچه یک گشت زن در یک ساعت جمع می کند از نظر کالوری برابر با 87 هات 49 برش پیتزا یا 43 مکدونالد بزرگ بدون چربی های مزر برای قلب و افسودنی هاست. پیش از اینکه جذابیت غذایی جیرجیرک های مرمون را مسخره کنید کمی در مورد واقعیت ترسناک نهفته در یک هات معمولی فکر کنید. مطالعه دیگری نشان می دهد که یک کونگسان در صحرای کالاهاری در یک ماه مساعد روزانه به طور میانگین 2140 کالوری و 93 گرم پروتئین دریافت می کند. ماروین هریس تفسیر ساده از این موضوع دارد. مردم عصر حجر نسبت به بسیاری از مردمانی که بلافاصله بعد از آنها میزیستند بسیار سالمتر و تندرست تر بودند. و احیانا از کسانی که مدتی طولانی پس از آنها میزیستند نیز سالمتر و تندرستتر بودند قصرها و موزه های اروپایی پر است از ذره های بسیار کوچک مربوط به قرون وسطا که جز برای کوچک اندامترین انسان های امروزی بر تن هیچ کس اندازه نیست در همان حال که نیاکان قرون وستاییمان با استاندارد امروزی کوچک اندام بودند انسانشناسی به نام تیموتی تیلر عنوان می کند که نیاکان ما که در یک میلیون سال پیش آتش را در اختیار خود گرفته بودند بلند قدرتر از افراد متوسط امروزی بودند. اسکلت هایی به دست آمده از هفاری ها در یونان و ترکیه نشان می دهد که مردان و زنان متعلق به دوران پیشا کشاورزی دامپروری ساکن در این نواحی به طور میانگین به ترتیب حدود 173 و 163 سانتیمتر قد داشتند اما با وارد شدن به دوران پرورش دام و دانه کشاورزی و دام پروری میانگین نقد افت کرد. یونانی ها و ترک های امروزی هنوز هم به طور میانگین به بلندقامتی نیاکان باستانیشان نیستند. در سراسر دنیا تغییر سبک زندگی به کشاورزی دام پروری با خود افت چشمگیر در کیفیت تغذیه و سلامت عمومی اغلب انسانها را به همراه داشته است. جرد دایموند که این تغییر سبک زندگی به کشاورزی دامپروری را بدترین اشتباه تاریخ بشر مینامد می نویسد شکارچی گردآورها موفقترین و طولانی ترین سبک زندگی را در طول تاریخ بشر داشتند و در مقایسه نتیجه می گیرد برعکس ما هنوز در حال جدال با مشکلاتی هستیم که اصر کشاورزی دامپروری بر سرمان آورده و معلوم هم نیست بتوانیم آنها را حل کنیم جنبه های سیاسی زندگی در دوران پارین سنگی انسان ها در زندگی ما قبل تاریخ وقت قابل توجهی را به چرت زدن می گذراندند. شارلینز در مقاله بحث برانگیزش جامعه مرفه ابتدایی می نویسد جستجوی غذا به روش گشت زنی به قدری راهکار موفقی بود که مردم نیمی از وقتشان را نمیدانستند به چه کاری بگذرانند. حتی بومیان استرالیا که ظاهرا در سرزمینی تنک و بیرحم زندگی می کردند برای یافتن غذای کافی با مشکلی روبرو نبودند علاوه بر استراحت کامل شبانه تقریبا سه ساعت هم در وسط روز می خوابیدند. تحقیقات ریچارد لی در مورد بوشمنهای کونگسان ساکن در صحرای کالاهاری در بوتسوانا نشان می دهد که آنها فقط 15 ساعت در هفته برای به دست آوردن غذا وقت صرف می کردند. یک زن در یک روز غذای سه روز خانوادهاش را گردآوری می کند و بقیه وقتش را به استراحت در خانه، قلابدوزی، دیدار همسایگان یا پذیرایی از مهمانان میگذراند کارهای روزانی آشپزخانه از جمله پخت و پز، شکستن دانه ها، گردآوری چوب برای آتش و آب یک تا سه ساعت از وقت زن را می گیرد. این ریتم پیوستی کار و استراحت مداوم در سرتاسر سر سال ادامه دارد. یک یا دو روز کار سبک همراه با یک یا دو روز استراحت. به نظرتان چطور است؟ از آنجایی که در یک جامعه شکارچی گردآور غذا به بفور در محیط اطراف یافت میشد هیچکس نمیتوانست دیگری را از دستیابی به نیازهای ضروری زندگی من و محدود کند هریس در این زمینه چنین توضیح می دهد. برابری خواهی این اقوام به طور قوی در وجود منابع آزاد و قابل دسترسی برای همه سادگی ابزار تولید نداشتن دارایی‌های غیرقابل انتقال و ساختار قابل تغییر گروه ریشه دارد وقتی سرپناه و غذا به قدری فراوان است که نمیتوانی دسترسی افراد به غذا و سرپناه را محدود کنی و نمیتوانی مانع رفتنشان شوی چگونه میتوانی آنها را کنترل کنی برابری خواهی سیاسی همه جانبه گشت زنان در همین واقعیت ساده ریشه دارد قدرتمند زورگو وجود ندارد و رهبران کسانی هستند که احترام همراهان خود را جلب کردهاند و بقیه دنبال روی آنها هستند این چون رهبرانی از کسی درخواست فرمان برداری نمی کنند و نمی توانند بکنند. این دیدگاه جدیدی نیست. آدم سمیت در کتاب Lectures on Jurisprudence مباحثی در باب فلسفه حقوق که پس از مرگ وی در سال 1896 انتشار یافت نوشت در اقوام شکارچی هیچ نوع دولتی وجود ندارد. آنها بین خود توافق کرده اند که امنیت متقابل یکدیگر را فراهم کنند اما کسی اقتداری بر دیگری ندارد. تعجبی ندارد که برای روانشناسان تکاملی محافظ کار کانسرواتیو توضیح دلیل پافشاری گشت زنان بر اشتراکی بودن منابع یکی از دشوارترین کارها باشد با وجود انتشار کتابهایی همچون ژن خودخواه اثر ریچارد داکینز و دیدگاه محبوب و توجیح کننده وضع کنونی یعنی جنگ همه علیه همه همچنان توضیح اینکه چرا گشت زنان نسبت به یکدیگر تا به این اندازه سخاوتمند و دست هستند بسیاری از نویسندگان را به خود مشغول کرده است دانشمندی به نام مت رایدلی در کتاب ریشه های نیکی تناقض ذاتی موجود در این بحث را به طور خلاصه بیان می کند. با اینکه از ما توسط ژنهای خودخواه ساخته شدهاند اما برای اجتماعی بودن قابل اعتماد بودن و همکاری ساخته شدهاند واقعیت آن است که امروز با وجود داده های فراوانی که نشان میدهد ساختار جامعه انسانی طی هزاران سال بر مبنای قاعده اشتراک بنا شده است اصرار بر اینکه محرک اصلی انسان در فرایند تکامل هموار خودخواهی بوده و هست همچون راه رفتن بر تناب بندبازی است البته اگر طرفداران نظریه سرشت هموار خودخواه انسانی نقش و اهمیت بافدار را در بحثشان لحاظ کنند همه این اختلاف از بین می رود. به عبارت دیگر در یک بافتار زیروسام سام کانتکست برد باختی مانند زندگی در جوامع سرمایهداری مدرن که عملا در حال زندگی در بین غریبه ها هستیم این منطقی به نظر می رسد که هر کس تا حدودی به دنبال منافع خود باشد اما در بافتاری دیگر رفتار انسان می تواند این بار نیز به حکم غریزه به جای خودخواهی حول سخاوتمندی، بخشندگی و عدالت شکل گیرد. حتی اگر بسیاری از طرفداران داکینز ترجیح دهند از ظرافت های موجود در مباحث مطرح شده توسط او چشم پوشی کنند او خود با علاقه به طرح آنها میپردازد و می نویسد سرشت حیوانات بسیار نودوست متمایل به همکاری و حتی دارای انگیزه های ذهنی خیرخواهانه است نودوستی در سطح فردی می تواند ابزاری باشد برای ژنها که آنچه به نفعشان است را به حد اکثر برسانند داکینز با وجود ابداع مفهوم پرطرفدار ژن خودخواه مشارکت و همکاری گروهی را به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف فردی و در نتیجه پیشبرد منافع ژنتیکی هر فرد میبیند با این حال پس چرا بسیاری از طرفداران او مایل به پذیرفتن این نظریه نیستند که مشارکت میان انسانها و همینطور در میان سایر حیوانات میتواند همان قدر طبیعی و کارآمد باشد که خودخواهی فرد محورانه نه تنها در های شهوتی بلکه در سایر نخستی های غیر از انسان شواهد بسیار درخشانی از قدرت نرم صلح وجود دارد فرانس دوال و دنیس یوهانویتس آزمایشی ترتیب دادند تا ببینند وقتی دو گونه متفاوت از میمون مکاک به مدت پنج ماه با هم در یک جا باشند چه روی میدهد میمونهای رزوس مکاکا مولاتا تهاجمی و خشن هستند در حالی که میمون های کوتاه مکاکا آرکتوید به راحت طلبی ویژه‌ای که در زندگی دارند مشهور هستند برای مثال میمون های کوتاه پس از درگیری به نشانی صلح کفل های یکدیگر را می گیرند. در حالی که آشتی در بین میمون های رزوس به ندرت مشاهده می شود اما زمانی که این دو گونه در یک جا کنار هم قرار داده شدند دانشمندان مشاهده کردند که رفتار صلحآمیزتر میمونهای دمکوتاه بر پرخاشگری میمونهای رزوس غلبه کرد و به تدریج میمونهای رزوس آرام شدند بنا به گفته دوال اعضای نوجوان هر دو گونه با یکدیگر بازی می کردند. با هم بزرگ می شدند و در گروههای بزرگ و به صورت مختلف می خابیدند. از همه مهمتر این که میمون رزوس به همان اندازه ی همگروی های سلح جوترشان مهارت را فرا گرفتند. حتی هنگامی که آزمایش به نتیجه رسید و دو گونه بار دیگر فقط در کنار هم نوعان خود قرار داده شدند، احتمال اینکه میمون رزوس مورد بحث بعد از پایان درگیری با رقیبان خود آشتی کنند و حریف خود را بجورند، سه برابر بیشتر از سایر رزوس ها بود. آیا این حالت اتفاقی است رابرت ساپولسکی عصبشناس نخستیشناس برای دهها سال به بررسی و مشاهده یک گروه از بابونها در کنیا پرداخته است. او در سال 1978 زمانی که دانشجو بود این پروژه را آغاز کرد. در عواست دهی 1980 تعداد زیادی از نرهای مسن گروه تحت پژوهش او ناگهان از مرز سل مردند. این بیماری از غذاهای آلوده یک زبالدانی در اطراف یک هتل توریستی با آنها منتقل شده بود اما نکته اینجا بود که غذای ارزشمند و البته آلوده زبالدانی فقط نصیب جنگ طلبترین نرها شده بود که از قبل همه نرهای آرامتر ماده و جوانها را از اطراف غذا دور کرده بودند. این است ادالت. با رفتار همه نرهای خشن بازماندگان خونسرتر سرتر جایان را گرفتند. گروه بیدفاع گنجینی آماده است برای دزدان گروهی متشکل از ماده ها، نوجوانان و نرهایی که به راحتی فریب میخورند و فقط منتظر همسایگانی خشن و جنگ جوست که وارد شده و مشغول به قارت و تجاوز جنسی شوند. از آنجا که بابونهای نر گروهی که از بد به تولد با آن بزرگ میشوند را در سن بلوغ ترک میکنند تا حدود یک دهه پس از حادثه زبالدانی دیگر هیچ از نرهای خونسرد و آرامی که از آن حادثه جان سالم به در برده بودند در گروه باقی نماندند اما همانطور که ساپولسکی می نویسد فرهنگ یکتای گروه توسط نرهای جدیدی که به گروه می پذیرفته شد. در سال 2004 ساپولسکی گزارش داد که دو دهه پس از تراژدی تبسل هنوز تعداد نرهایی که نزدیک و در پیوند با ماده ها بودند بالاتر از میزان نرمال بود. آرامشی نامعمول بر سلسله مراتب حاکم بود و شواهد روانی نشان میداد که سطح استراب در بین نرهای معمولا مستره به رد پایین از حد نرمال پایین تر بود. اخیرا سابولسکی به ما گفت که طبق آخرین مشاهداتش در تابستان 2007 فرهنگ یکتای گروه هنوز دست نخورده باقی مانده است. کریستوفر بوهم نخستی شناس در کتاب هایراکی این دی فارست سلسله مراتب جنگل درباره اینکه برابری خواهی یک سیستم سیاسی به وضوح عقلانی و حتی به نوعی سلسله مراتبی است بحث می کند و می افرادی که در غیر این صورت در مرتبه فرودست قرار می گرفتند به اندازه کافی باهوش هستند که اعتلافهای های سیاسی متحدانه و بزرگ تشکیل دهند و این کار را با این هدف آشکار انجام می دهند که جلوی تسلط قوی ترها بر ضعیفترها را بگیرند. بر نظر بهم گشت زنان نیز در سرپیچی از دستورات به شدت سفت هستند و می نویسد گشت زنان کوشگر غالبا وصفاس زیادی در رها بودن از آتوریته دیگران زیر قدرت دیگری بودن دارند. به نظر می رسد دوران ما قبل تاریخ باید برای افراد خود بزرگ بین دوران نامید کننده ای بوده باشد. اریک فروم روانشناس می نویسد در آن دوران فردی که از سلطه داشتن و کنترل بر دیگران لذت می برد در اجتماع ناکام و بینفوز می مانده است. به راستی اگر معلوم شود که انسان مقبل تاریخ در نتیجه ترکیبی از عوامل از جمله تراکم جمعیت بسیار پایین، سیستم حازمه همه چیز خار، هوش اجتماعی بالا و منحصر به فرد، نظام اشتراکی در میان غذا، روابط جنسی آزاد، همزمان و آسانگیرانه casually promiscuous که منجر به مراقبت از فرزندان به صورت دست جمعی میشد و امنیت گروه اتفاقا در صلح و کامیابی نسبی میزیسته است چه اگر نگوییم دوران طلایی حداقل دوران ای یا دوران برونزی که بوده است بدون آنکه بخواهیم در تصویرسازی آن دوران به ورطه تصورات رویاگونه شبه بهشتی افتیم آیا می توانیم جرأت کنیم و این احتمال را در نظر بگیریم که نیاکان ما در دنیایی زندگی می کردند که برای بیشتر انسانها در بیشتر روزها همه چیز به اندازه کافی وجود داشته است اکنون دیگر هر کسی می داند که نهار مجانی خبری نیست اما اگر گونه انسان در دنیایی رشد نمو کرده باشد که نهارش همیشه مجانی بوده است چطور اگر بدانیم آن سفری که ما با تناسایی و فراوانی آغاز کرده ایم در صد قرن اخیر به پریشانی، کمیابی و رقابت ظالمان تغییر شکل داده است، آنگاه ارزشگذاریمان درباره دوران ما قبل تاریخ و در نتیجه خودمان چگونه تغییر خواهد کرد؟ شاید باورش برای ادهی دشوار باشد اما شواهد به از اسکلت های نیاکان ما به وضوح نشان می دهند که آنها تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری هرگز قهدی بلند مدت و گسترده را تجربه نکرده بودند. کمبودهای غذایی مزمن و اقتصادهای مبتنی بر کمیابی دستاوردهای سیستمهای اجتماعی هستند که همراه با دوران کشاورزی دامپروری ظاهر شدند. گودی در مقدمه Limited Wants Unlimited Means پاسته های محدود ابزارهای نامحدود به این نکته کنایامیز اشاره می کند که شکارچی گردآورها اوقات فراغت خود را به خوردن، نوشیدن، بازی کردن، کارهای جمعی و به طور خلاصه درست همان کارهایی که از دید ما مرتبط با رفاه و فراوانی هستند می گذارندند. با وجود اینکه شواهد محکمی در تایید دیدگاه غلط مرسوم در مورد دوران مقبل تاریخ وجود ندارد، کمتر پیش میآید که صدای مخالفی به گوش مردم برسد. سرشت ذاتی انسان در نظری اقتصادی غربی به شکلی نادرست معنا شده است. به قول گودی این دیدگاه که تنها انگیزه پیشبرنده انسان منافع شخصی است متعلق به یک اقلیت ناچیز از بین ده ها هزار فرهنگی است که از زمان پیدایش هوموسیپینس ها انسان خردمند خردمند در دویست هزار سال پیش میزیستند. واقعیت این است که برای اکثریت قریب به اتفاق نسلهای انسانی که تاکنون زیستند هیچگاه قابل تصور نبوده که در شرایطی که عدهای در اطرافشان گرسنه هستند دست به انبار کردن و ذخیره غذا بزنند گودی می نویسد شکارچی گردآورها نماد انسان غیر مقتصد غیر حسابگر آن ایکانومیک هستند. به خاطر بیاورید که حتی ساکنان از چشم انگلیسی ها بدبخت چیرا دلفاگو که محکوم به زندگی در نازلترین مراتب انسانی بودند وقتی که کشتی سلطنتی بیگل لنگرش را بالا کشید و از دیده ناپدید شد بیلهای باغبانی انگلیسی ها را رها کردند و از باغهای آنها بیرون رفتند آنها شیوه زندگی افراد متمدن را در زندگی شخصی خودشان تجربه کرده بودند با این وجود کمترین تمایلی برای بازگشت به انگلستان نداشتند چرا واقعیت آن بود که آنها با وجود میوه‌های فراوان، ماهی‌های فراوان و پرندگان فراوان به راستی خوشنود و راضی بودند. پایان فصل دوازدهم. سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آبای بوف کام. فصل سیزده هم. جنگی بی پایان بر سر وجود جنگ در دوران ما تاریخ تکامل باوران میگویند در سپیده دم آغازین حیات یک حیوان بینام و نشان نطفه قتل را کاشت و زربانی که از آن نشعت گرفت برای همیشه در رگهای نوادگان حیوان صفتش تنین انداخت ویلیام جینگینز برایان درست همانطور که اصولگرایان نوهابزی بر این باورند که فقر مشخصه همیشگی زندگی انسان بوده است بر این ایده نیز پافشاری می کنند که جنگ در سرشت ماریشه دارد برای مثال نویسندهای به نام نیکولاس وید ادعا می کند که جنگ و درگیری در جوامع پیشادولتی به طور دائم و بیرحمانه حضور داشته و یک هدف کلی که اغلب برآورده می شده یعنی نابودی دشمن را دنبال می کرده است. طبق این دیدگاه گرایش ما به درگیری های سازمان یافته عمیقا در گذشته زیستی من ریشه دارد، پرد پای آن را تا اجداد گشت زن انسان و از آن عقبتر تا نیاکان نخستی دور انسان میتوان دنبال کرد طبق این دیدگاه این گرایش ذاتی ما همواره در پی جنگ افروزی بوده است و نه عشق ورزی اما هیچکس به روشنی نمیگوید که این جنگ بی پایان بر سر چه بوده است با وجود اینکه نیکولاس وید با قطعیت اعلام می کند که زندگی گشت زنان در اثر جنگ دائمی فلاکتبار بوده است وی اعتراف می کند که نیاکان ما در جوامع کوچک و برابری خواه و بدون ثروت رهبر و هر گونه تفاوت رتبه زندگی می‌کردند. پس آیا باید باور کنیم که گروه های بی سلسل مراتب، کوچنشین و فاقد هرگونه گونه ملک و املاک به طور دائم در جنگ بودند؟ واقعیت این است که جوامع شکارچی گردآور دارایی اندک و در نتیجه چیز کمی برای از دست دادن داشتند به جز جانشان و زندگی روی یک سیاره گسترده هیچ شباهتی به شکل پرجمعیت کنونیش در چنگال جوامع دوره‌های اخیر که یک سره بر سر منابع انباشته شده یا رو به کاهش در کشمکش هستند نداشته است. پس کشمکش برای چه؟ ما در اینجا فرصتی برای ارائه پاسخی جامع به این جنبه از روایت مرسوم هابزی نداریم. اما برای نگاهی اجمالی به این بحث و داده هایش سه شخصیت مشهور در این حوزه را انتخاب کرده ایم. استیون پینکر، روانشناس تکاملی، جین گودال، نخستی محبوب و مشهورترین انسانشناس زنده معاصر ناپلون شاگنان. پروفسور پینکر با چنگ و دندانی خونین تصور کنید یک کارشناس نامدار مقابل شنوندگانی خاص و ممتاز ایستاده است و عنوان می کند که آسیایی ها مردمانی جنگ طلب هستند سپس در تایید دایش آمارهایی از هفت کشور یعنی آرژانتین، لهستان، ایرلند، نیجریه، کانادا، ایتالیا و روسیه ارائه می دهد. آنگاه شما می یک لحظه صبر کنید. هیچ یک از این کشورها به جز احتمالاً روسیه آسیایی محسوب نمی شوند. و کارشناس سراته موضوع را به خنده و شوخی هم بیاورد. در سال 2007 پروفسور مشهور دانشگاه هاروارد استیفن پینکر نویسنده پرفروش کتاب سال در کنفرانس تد در لانگ بیچ کالیفرنیا سخنرانی کرد و همان منطقی را به کار گرفت که در مثال بالا مطرح شد پینکر در این سخنرانی هم خلاصه ای از دیدگاه نیو در مورد خاستگاه جنگ را بیان می کند و هم به تکرار اظهاراتی که غالباً برای ترویج این دیدگاه خونین در مورد نیاکان مقبل تاریخ به کار می رود می پردازد. سخنرانی 20 دقیقه او در وبسایت تد مشهور است. تماشای حداقل پنج دقیقه اول این سخنرانی که مربوط به دوران مقبل تاریخ است را پیش از خواندن بقیه بحث توصیه می کنیم. بروید و ببینید. ما اینجا منتظر میمانیم. پینکر کمتر از 10 درصد از وقت سخنرانیش را به بحث در مورد شکارچی گردآورها اختصاص می دهد. ده درصد از سخنرانی برای توضیح سبکی از زندگی که 95 درصد از وقت انسان بر روی زمین به آن شکل گذشته است. و نهایتا کلاف سردرگمی از چیزهایی که در مورد آن صحبت می کند می سازد. پینکر بعد از گذشت سه و نیم دقیقه از صحبتهایش نموداری را نشان می دهد که از کتاب جنگ پیش از تمدن افسانه وحشی سوسجو War Before Civilization The Meet of the Peaceful Savage نوشته لارنس کیلی اختباس شده است. این نمودار در صد مرگ مردان در اثر جنگ در برخی جوامع گشت زن یا شکارچی گردآور را نشان می دهد. او در توضیح نمودار می گوید که امکان مرگ مردان شکارچی گردآور در حین جنگ در مقایسه با مردانی که امروز زندگی می کنند بسیار بیشتر بوده است. نمودار صفحه 280 کتاب اما کمی صبر کنید و نگاهی دقیق تر به نمودار بیاندازید. در این نمودار هفت فرهنگ شکارچی گردآور به عنوان نماینده میزان مرگ و میر مردان ما قبل تاریخ در اثر جنگ آورده شده است. هفت فرهنگ لیست شده در این نمودار عبارتند از جیوارو، یانومامی، ماینگا، دوکومدنی، مورینگی، هولی و گیبوسی ژیوارو و دو گروه یانومامی از منطقه آمازون مورنگین از ساحل شمال استرالیا و چهار مورد دیگر همه از سرزمین های مرتفع پرجمعیت و پر مخاسمه پاپوا در گینه هستند. آیا به راستی این گروه ها نماینده نیاکان شکارچی گردآور ما هستند؟ باید بدانید که حتی نزدیک به آن هم نیستند. فقط یکی از هفت موردی که ها اشاره کرده است، مورنگین نزدیک به جوامع گشتنی هستند که خوراکشان را برای مصارف بعدی ذخیره نمیکردند. به این ترتیب می توان روسیه را کشوری تقریبا آسیایی فرض کنید، البته اگر بتوانید از بیشتر جمعیت و تاریخش صرف نظر کنید. مورنگین ها به کلی از شرایط ماقبل تاریخ بدور هستند. چرا که از دهه ها پیش از سال 1975 یعنی آن زمانی که داده هایی که پینکر با آنها استناد می کرد جمع وری شده بودند در زیافت مبلغان مذهبی سلاح ها و قایق های موتوری زندگی کردند هیچ یک از دیگر جوامعی که پینکر اشاره می کند شکارچی گردآورانی مانند نیاکان ما که منابع غذایشان را به طور آنی به دست آورده و مصرف کنند نبودند این اقوام در باغهای روستا سیبزمینی، موز و نیشکر می‌کارند و در همان حال خوک، لاما یا مرغ پرورش می‌دهند. گذشته از آنکه این جوامع به هیچ وجه نماینده نیاکان کوشکر و شکارچی گردآوری که بدون ذخیره غذایی میزیستند نیستند، نواقص دیگر مربوط به داده‌هایی است که پینکربان ها ارجاع می‌دهد. همانطور که به طور خلاصه اشاره خواهیم کرد در مورد میزان واقعی جنگ طلبی در میان اقوام یانومامی بین انسان شناسان همچنان بحث وجود دارد. مورندین ها که حتی معرف فرهنگ های بومی استرالیا هم نیستند، آنها در بین اقوام بومی استرالیا که اغلب فاقد درگیری در این گروهی هستند یا میزان بسیار اندکی درگیری دارند، یک استثنای خشن به شمار میروند پینکر نمونه گبوسی را نیز درست انتخاب نکرده است. بروس نوفت انسانشناس درباره گفته پینکر در باب این نمودار تحقیق کرده است او میگوید آهنگ مرگ بالا در گبوسی ها هیچ ارتباطی با جنگ ندارد نوفت جنگ در بین گبوسی ها را نادر میداند و می نویسد جدال بر سر حد و حدود زمین ها یا منابع بسیار کم پیش می آید و به آسانی نیز حل و فصل می شود با وجود همه این خطاها پینکر در مقابل شرمندگانش می ایستد سر بلند می کند و ادعا می کند که نمودارش برآورد خوبی از میزان مرگ و اقوام شکارچی گردآور در جنگ های ما قبل تاریخ به دست می دهد چون این ادعایی واقعا باور نکردنی است اما پینکر تنها کسی نیست که برای ترویج دیدگاه تاریک هابز در مورد انسان ما قبل تاریخ چنین این چوبت بازی می کند در واقع این نوع ارائه گزینشی داده های مشکوک به طرز نگران کنندی در متون مربوط به خشونت طلب بودن انسان متداول است. ریچارد رنگام و دیل پیترسون در کتابشان به نام دیمانیک میلز نرهای شیطانی میپذیرند که جنگ پدیدهی غیر معمول در طبیعت است. جنگ یک استثنای تعمل برانگیز در قانون معمول حیوانات است. سپس ادامه میدهند، اما به دلیل اینکه موارد خشونت در اون گروهی هم در انسانها و هم در شامپانزه ها ثبت شده است، پس تمایل به جنگ بایستی مشخصه انسان کهن بوده باشد که سابقه آن به آخرین نیای مشترکمان برمیگردد آنها هشدار دهند که ما بازماندگان سردرگم یک جریان 5 میلیون ساله از خشونت مستمر و مرگبار هستیم اوه پس بونوباها چه میشوند در کتابی با بیش از 250 صفحه کلمه بونوبو فقط در 11 صفحه دیده می شود. این گونه با این استدلال که در مقایسه با شامپانزه به عنوان آخرین نیای مشترک ما فاصله دورتری از ما دارد، نادیده انگاشته می شود. گرچه بسیاری از نخستی شناسان خلاف این را می گویند. باز حداقل جای شکرش باقی است که این دو محقق اسمی از بونوبوها می برند. در سال 2007 دیوید لیوینگستون سمیت نویسنده کتاب خطرناکترین حیوان، سرشت انسان و ریشه های جنگ، مقاله‌ای منتشر کرده است که در آن از منظر تکاملی به بررسی صحت ریشه داشتن جنگ در گذشته نخستی انسان می‌پردازد. در توصیف وحشتناک او، شامپانزه‌ها یکدیگر را آنقدر میزنند تا به صورت یک تکه گوشت خونالود درآیند و همدیگر را زنده زنده می‌خورند. اسمیت به طور مکرر از آنها به عنوان نزدیکترین خویشاوند غیر انسان ما یاد می کند. با خواندن مقاله او هیچگاه نمیتوان فهمید که انسان خویشاوند غیر انسان دیگری هم که به همان اندازه به او نزدیک باشد دارد در تحلیل او بونوواها به طرز تعجب برانگیزی اگر نگوییم آمدانه نادیده گرفته شدند. حین چنین موضعگیری خشنی در مورد پیامدهای بیرحمانه خشونت در میان شامپانزهها آیا حداقل نباید به همان اندازه به عدم جنگ طلبی در بونوواها که به همان اندازه شامپانزه به ما نزدیک هستند اشاره میشد چرا همه در مورد یانگ در فلسفه چین نماد روشنی و خوبی است فریاد می کنند ولی در مورد ین در فلسفه چین نماد تاریکی و بدی است به آرامی نجوا می کنند تاریکی و نبود نور ممکن است شنوندگان را هیجان زده کند اما نمی تواند آنها را روشن سازد متاسفانه تکنیک آخ متاسفم فراموش کردم اسمی از ها ببرم در متون مربوط به خواستگاه کهن جنگ متداول است اما غیبت آشکار بونوبوها فقط در مباحث مربوط به جنگ جلب توجه نمی کند. غیبت بونوبوها را می توان در هر جا که کسی در جستجوی شجر کهن برای انواع خشونت های نر انسانی است مشاهده کرد. ببینید آیا می توانید اصلی از بونوبوها در توضیحات مربوط به ریشه های تجاوز جنسی از کتاب جنبه تاریخ انسان بیابید؟ در بخشی از این کتاب آمده است نقل قول انسان تجاوز جنسی را ابدا نکرده است در عوض به احتمال بسیار زیاد این رفتار را از رسته نیایی میمون های انسان ریخت به ارث برده است تجاوز جنسی یک استراتژی تولید مثلی پذیرفته و نرمال برای نرها بوده است و احتمالا برای میلیون ها سال نیز چنین بوده است نرها در گونه های انسان شامپانزه و اورانگوتان به طور معمول به ماده ها تجاوز می کنند های وحشی ماده را می و با زور وادار به جفتگیری می کنند های در بند نیز به مادهها تجاوز می پایان نقل قول اگر از پیشیگی های تعریف تجاوز جنسی در گونه های غیر انسان که قادر به منتقل کردن تجارب و انگیزه هایشان در این حوزه نیستند بگذریم باید بدانید که طی چند دهه مشاهده ها هیچ موردی از تجاوز جنسی و همینطور کشی، جنگ و قتل در میان آنها به چشم نخورده است نه در طبیعت و نه در واقع وحش هیچگاه آیا هیچ شرح و توضیحی برای این موضوع لازم نیست ناپدید شدن مرموز مارگارت پاور گذشته از تردیدهایی که بونوبا ها به وجود می آورند در مورد ماهیت جنگ طلبی شامپانزه ها نیز پرسش های مهمی وجود دارند که ارزش پرسیدن دارند. در دهه 1970 ریچارد رنگام در خصوص ارتباط بین توزیع غذا و رفتار شامپانزه ها در مرکز تحقیقاتی جین گودال در گمبه تانزانیا مطالعه می کرد. در سال 1991 پنج سال قبل از اینکه کتاب نرهای خبیس رنگام و پیترسون چاپ شود مارگارت پاور پس از تحقیقات گسترده کتابی به نام The Egalitarians Human and Chimpanzee برابری خواهان انسان و شامپانزه به چاپ رساند که پرسش های مهمی در مورد تحقیق جین گودال روی شامپانزه ها مطرح می کرد. باید گفت که تا پیش از این کتاب جز تحسین در مورد اهداف علمی گودال و صحت آنها هیچ مطلب دیگری گفته نشده بود. با این وجود جالب است که در هیچ جایی کتاب نرهای خبیس نامی از پاور و پرسشهایش آورده نشده است. پاور متوجه شده بود داده هایی که گودال در سالهای اول اقامتش در گمبه از 1961 تا 1965 جمع ولی کرده است تصویر متفاوتی از معاملات اجتماعی شامپانزه ها در مقایسه با گزارش های خود گودال و شاگردانش از جنگ طلبی شامپانزه ها که چند سال بعد در مقیاس جهانی منتشر شد ارائه می کند. مشاهدات مربوط به چهار سال اول در گمبه گودال را به این گمان داشته بود که شامپانزه ها بسیار سرد طلبتر از انسان هستند. او نشانی از جنگ بین گروه ها ندیده بود و فقط خشونت های تک بین افراد گروه دیده شده بود. این برداشت های اولی از صلح نخستی ها با تحقیقاتی که رابرت سزمن و پاول گاربر چهار سال بعد از آن در سال 2002 منتشر کردند نیز سازگار بود. آنها متون علمی مربوط به رفتار اجتماعی نخستی ها را به طور جامع بازبینی کردند. پس از مرور بیش از 80 تحقیق در مورد اینکه نخستی ها چگونه در ساعت بیداری وقت می‌گذرانند، دریافتند که تقریبا در همه گونه ها از میمون لمر که در روز فعالیت می کنند و از ابتدایی ترین نخستی ها هستند گرفته تا میمون های انسان نما معمولا کمتر از 5 درصد از وقت روزشان را به انجام هر گونه رفتار اجتماعی فعال می گذرانند. سزمن و گاربر دریافتند که نخستی ها به طور معمول کمتر از یک درصد از زمانشان را در روز به جنگ و رقابت می گذرانند. و حتی برخی مواقع این رقم خیلی کمتر از یک درصد است آنها دریافتند که در همه گونه های نخستی رفتارهای مشارکتی و مراقبتی مانند بازی کردن و تیمار کردن 10 تا 20 درصد بیشتر از دعوا و درگیری متداول است. اما برداشت گدال از سازگاری و اتحاد نسبی بین شامپانزه ها تغییر کرد و این موضوع خیلی هم اتفاقی نبود. پاور استدلال می کند این تغییر دقیقا زمانی رخ داد که او و دانشجویانش روزانه صدها موز به شامپانزه ها دادند تا آنها را تشویق کنند که گرد قرارگاه جمع شوند تا بتوانند آسانتر آنها را مطالعه کنند. شامپانزه ها برای یافتن غذا در طبیعت به طور تکی و یا در قالب گروه های کوچک پراکنده می شوند و به دلیل اینکه منابع غذا در سراسر سر جنگل گسترده شده است معمولا رقابتی بین ایشان در نمیگیرد. اما همانطور که فرانس دوال توضیح میدهد به محض اینکه انسانها شروع به تأمین غذا برای آنها کردند حتی در جنگل هم صلح و آشتی به سرعت از بین رفت پشته هایی از میوه های خوشبو و خوشمزه که محصور در جعبه های بتونی بود و فقط برای مدت زمان معینی از روز برای تغذیه شامپانزه ها درشان باز می رفتار آنها را به طور چشمگیری تغییر داد. حتی دستیاران گدال ناگزیر از تعمیر کردن جعبه بودند زیرا شامپانزه های برانگیخته و خشمگین راه های بیشماری برای شکستن و باز کردن جعبه یافته بودند. وجود میوه های که نمیتوانستند بلافاصله فاصله بخورند تجربه جدیدی برای شامپانزه ها به شمار می و آنها را سردرگم و خشمگین میساخت. اتاقی پر از بچه های سه سرکش که البته هر یک به اندازه چهار مرد بزرگسال قدرت دارند را در یک صبح کریسمس تصور کنید. در شرایطی که به آنها گفته شود باید به مدتی نامعلوم برای باز کردن بسته هدیه هایشان که جلوی چشمشان در زیر درخت است صبر کنند. گودال پس از چند سال با یادآوری این دوره می نویسد قضا دادن به این شکل جدید اثر مشخصی بر رفتار شامپانزه ها داشت. آنها نسبت به قبل گروه های بزرگتری تشکیل میدادند. نزدیک قرارگاه می و صبح زود در دسته های پر سر و صدا سر می بدتر از همه اینکه نرهای بزرگسال به طور ای مهاجم شده بودند. نه تنها درگیری نسبت به قبل خیلی بیشتر شده بود بلکه تعداد زیادی از شامپانزه ها ساعت زیادی از روز را در اطراف قرارگاه منتظر بودند تاکید افسوده شده است نه تنها رنگام بلکه اغلب نخستی شناسان تا حد زیادی در مورد اشارات مارگارت پاور به نحوه تأمین غذا برای شامپانزه ها توسط گودال هیچگاه سخنی به میان نیاوردند. برای مثال مایکل گیگلیری برای مطالعه شامپانزه ها به جنگل های کیبیل در نزدیکی اوگاندا رفت تا به طور خاص به این نظریه پاسخ دهد که درگیری درون گروهی شامپانزه های مورد مطالعه توسط تیم گودال می تواند به دلیل اثر مخرب جعبه های موز بوده باشد. گیگلیری می نویسد معمولیت من بررسی این مسئله بود که آیا این کشدارهای شبه جنگی یک رفتار طبیعی بوده یا نتیجه کار خود محققان بوده است که غذای شامپانزه ها را تامین میکردند. اما چگونه است که حتی در پیوست کتاب گیگلیری که هشت سال پس از کتاب مارگارت پاور منتشر شده است نامی از او به میان نیامده است در اینجا فرصت کافی برای کاوش در مورد پرسش هایی که پاور مطرح کرد یا بررسی دیگر گزارش صورت گرفته در مورد درگیری در اون گروهی بین بعضی و نه همه شامپانزه هایی که توسط انسان تغذیه نشدهاند نداریم در حالی که ما مانند مارگارت پاور در مورد انگیزه های پینکر و شابنون تردید داریم در زیر ببینید اما در مورد انگیزه و امانتداری علمی جین گودال هیچ تردیدی نداریم با این وجود با تمام احترامی که برای گودال قائل هستیم بر این باوریم که پرسش های پاور ارزش این را دارند که به وسیله علاقمندان به مبحث ریشه های محتمل جنگ طلبی در نخواستی ها بررسی شوند جنگی پرسش های مارگارت پاور قلب موضوع را نشانه می گیرد. اگر چیزی ارزش جنگیدن ندارد پس چرا باید بجنگیم؟ پیش از اینکه دانشمندان شروع به غذا دادن به شامپانزه ها کنند غذا در سراسر جنگل یافت میشد بنابراین شامپانزه ها برای یافتن غذا هر روز در جنگل ها پراکنده می شدند شامپانزه ها معمولا هنگامی که درخت پر میوه پیدا می کنند دیگران را نیز خبر می کنند کمک به یکدیگر در نهایت برای همه اعضای گروه مفید است و به این ترتیب تلاش برای یافتن غذا در جنگل یک بازی بردباخت محسوب نمی شود. اما وقتی شامپانزه ها آموختند که هر روز در یک مکان معین مقدار محدودی غذا یافت می شود و به آسانی می توان باند دست یافت بیشتر و بیشتر در دسته های خشمگین و پرسر و صدا در اطراف محل غذا جمع شدند. چیزی نگذشت که گودال و شاگردانش رفتاری که امروز به جنگ تربی از آن یافت می شود را بین گروه های شامپانزه ها مشاهده کردند. شاید برای اولین بار بود که شامپانزه ها چیز ارزشمندی برای جنگیدن پیدا کرده بودند. یک منبع غذای متمرکز، مطمئن و در عین حال محدود. آنها یک بار در دنیای بازی های برد باخت قرار گرفته بودند. با استفاده از همین استدلال در مورد جوامع انسانی دیگر تعجبی ندارد که چرا شکارچی گردآورهایی که غذا ذخیره نمی کردند باید زندگیشان را برای جنگ به خطر می انداختند. دقیقا برای چه؟ غذا غذا که در محیط گسترده بود باید دقت کنید که جوامع بومی متعلق به مکانهایی که غذا به واسطه شرایط طبیعی به طور دوره‌ای انباشت می شود مثلا غذایی مثل ماهی سالمون که از شمال غربی اقیانوس آرام به ایالات متحده و کانادا به طور دوره‌ای میآید از نوع شکارچی گردآورانی که ما از آنها صحبت می‌کنیم نیستند اتفاقا احتمال بیشتری وجود دارد که ما در این نوع نواحی به جوامع پیچیده و سلسله مراتبی نظیر کواکیول برخورد کنیم بعدا در مورد آنها صحبت میکنیم ها گشت زنان جز دارایی های آینی عاطفی دارایی ناچیزی دارند زمین نیاکان ما بخش اعظم زمان زندگی خود را به عنوان یک گونه در روی سیارهای تقریبا خالی از انسان رشد و کردند زن شاید اما این ادعا به این معناست که رشد جمعیت برای گشت زنان مهم بوده است و زنان مانند چار پایان اهلی کالایی برای داد و ستد بودند یا بر سر آنها جنگ صورت می گرفته است اما نکته اینجاست که احتمالاً ثابت نگه داشتن جمعیت برای گشت زنان مهمتر از افزایش بوده است همانطور که دیدیم وقتی تعداد افراد گروه به اندازه معینی میرسد تمایل به تقسیم گروه به گروههای کوچکتر پدید میآید بنابراین در جوامعی که تراز جمعیتی محدود دارند، نانخور بیشتر عملا هیچ فایده ای ندارد. همچنین دیده ایم که در سیستم اجتماعی مبتنی بر فیژن فیوژن گسستن پیوستن که بین شکارچی گردآورها شامپانزه ها و بونوبوها معمول بود، زنان و مردان آزاد بودند تا بین گروه ها جابجا شوند. یک انسانشناس به نام پاتریک نولان با تحقیقاتش روابط علی بین ساختار اجتماعی گشت زنی باغبانی هورتیکالچر زمینداری اگریرین صنعتی اینداستریال تراکم جمعیت و احتمال وقوع جنگ را بررسی کرده است او می نویسد احتمال جنگ در جوامع متکی بر باغبانی توسعه یافته و زمیندار در مقایسه با جوامع شکارچی گردآور و باغبانی ساده بیشتر است هنگامی که او تحلیلهایش را تنها به جوامع شکارچی گردآور و زمیندار محدود کرد در یافت که تراکم جمعیت وقتی به بیش از حد میانگی میرسد بهترین عامل پیشگویی کننده جنگ است این یافته دیدگاهی را که جنگ را عادت 5 میلیون ساله انسان میداند به چالش میگیرد چرا که ما می دانیم تا زمان انفجار جمعیت در دوران پسا کشاورزی یعنی همین چند هزار سال پیش تراکم جمعیت نیاکان ما همواره پایین بوده است مطالعات اخیر بر روی تغییرات دی ای میتوکندریایی نیز ثابت می کند که جمعیت انسان ما قبل تاریخ در چند بره تا حد انقراض پایین آمده است. به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از پبرانهای آتش پشانی، برخورد شهاب سنگ ها و تغییرات ناگهانی در جریان اوگیانوس همانطور که قبلا هم گفته شد حدود 74 هزار سال پیش هنگامی که فوران توبا آب و هوای جهان را به شدت دچار تغییر کرد کل جمعیت هوموساپینس های دنیا به چند هزار نفر کاهش یافت در آن زمان با وجود اینکه بیشتر نیمکره شمالی را یخ پوشانده بود دنیا هنوز هم برای نیاکان ما به هیچ وجه جای شلوغی محسوب نمیشد. آنچه در دوره های تاریخی اخیر ماشه شکان جنگ ها بوده است شاخص های جمعیتی بوده است پیتر تورچین بومشناس و آنتونی کورتایف انسانشناس دادههایی از تاریخ انگلستان چین و روم را بررسی کردهاند و همبستگی آماری محکمی بین افزایش تراکم جمعیت و میزان وقوع جنگ یافتند. تحقیقات آنها نشان میدهد که رشد جمعیت میتواند عامل 90 درصد از تغییرات تاریخی چرخش از جنگ افروزی به دوره های صلحآمیز و بالعکس بوده باشد نقش انبارهای ذخیره غلات کشته شده و گله های چارپایان اهلی در دوران اولیه کشاورزی دامپروری برای انسان ها همانند نقش جعبه های موز در جنگل برای شامپانزه ها بوده است حالا چیزی وجود داشت که ارزش داشت بر سرش جنگ صورت بگیرد بیشتر داشتن زمین بیشتر برای زراعت و همینطور زنان بیشتر برای افزایش جمعیت هدف از افزایش جمعیت تأمین نیرو برای کار بر روی زمین ها افزودن بر نیروی نظامی برای دفاع از این دارایی ها و همینطور کمک به برداشت محصول بوده است. علاوه بر این به برده های بیشتر برای کار سخت کاشت برداشت و جنگیدن نیز نیاز است. بی محصولی در یک ناحیه کشاورزان ناامید را وادار به یورش به همسایگان می کرد که باید تاوان میدادند و این کار بارها و بارها تکرار می شود. به واقع معنای آزادی آزادی از جنگ نبود چیزی برای از دست دادن یا به دست آوردن است اما نوحابزی ها با نادیده گرفتن این تحلیل سرراست و داده های مرتبط با آن بر اینکه جنگ باید انگیزه و محرک همیشگی انسان بوده باشد پافشاری می کنند و اغلب برای دفاع از دیدگاهشان مانند پینکر به تاکتیک های لفاظی متوسل می شوند. برای مثال روبرت ادگرتون در فصل چهارم کتاب جوامع بیمار به چالشگیری افسانه تفاهم انسان ابتدایی می نویسد مناسبات طبقاتی از جوامع کوچکی پا گرفت که در آنها نه تنها دیوان سالاری و مقام کشیشی وجود نداشت بلکه کشاورزی هم نداشتند بسیار خوب اما او در تایید ادعایش در مورد وجود طبقات اجتماعی و قانون خشونتبار طبقه برتر در جوامع کوچک در حدود 15 صفحه به توضیح واضحات و ذکر مثالهای بی ربط می و چیزی را نیز از قلم نمی اندازد. کواکیول ایندیانز آف ونکوور هندی های کواکیول ساکن در جزیره ونکوور صاحب برده یک جانشین مبتنی بر انباشت دارایی جشنهای های معاوضه کالا در قالب هدایا ساختاری پیچیده همراه با سلسله مراتب اجتماعی امپراتوری آستیک چند میلیون نفر جمعیت دارای ساختارهای مذهبی تمام و کمال با کشیش و جریب ها زمین گرداگرد پایتخت که بردهها در آن کشاورزی می کردند. بزرگتر از هر زمین کشاورزی در اروپا در زمان اولین برخورد. دارای امکانات سیستم های فازلا و خیابان های روشن در شب. پانویس جریب هر جریب زمین معادل 4047 متر مربع است. پایان پانویس امپراتوری زولو باز هم با چند میلیون نفر جمعیت همراه با بردهداری کشاورزی متمرکز دامهای اهلی و شبکه های بازرگانی گسترده در سطح قاره پانویس کشاورزی متمرکز گونه نظام تولیدی در کشاورزی است که مشخصش میزان اعتلاف کم به ازای بکارگیری فراوان سرمایه، کارگر و غیره در منطقه زیرکشت است. پایان پانویس امپراتوری آسنته در قنای امروزی که بنا به گفته ای ادگرتون بدون شک بزرگترین قدرت نظامی در آفریقای غربی بود. ادگرتون توضیح نمیدهد که امپراتوری های ذکر شده چه ارتباطی با جوامع کوچک بدون بروکراسی، مقامات کشیشی یا کشاورزی دارند. در واقع او در ادامه این فصل حتی از یک جامعه گشتزن هم نام نمیبرد مثل این است که بگویید تربیت گربه ها دشوار است و پس از آن سگ های نژاد جرمن شپرد، بیگل، گری هاوند و گلدن را گواه صدق گفته بیاورید. در تایید دیدگاه ما، یک انسانشناس به نام دوگفرای فرای در کتاب بیاند وار، فراتر از جنگ، دیدگاه نو ها در باب جهان شمول بودن پدیده جنگ را رد می کند و می نویسد این باور که جنگ همواره همراه انسان بوده است با حقایق باستانشناسی مربوط به این موضوع مطابقت ندارد. لسلی سپونسل انسانشناس با این نظر موافق است و می نویسد کمبود شواهد باستانشناختی در مورد جنگ حاکی از این است که جنگ در بیشتر دوران زندگی انسان ما قبل تاریخ نادر یا قایب بوده است. برایان فرگوسن پس از مروری جامع بر اسکلت های یافت شده از دوران ما تاریخ نتیجه گرفت که به جز یک محل خاص در سودان امروزی فقط در حدود دوازده اسکلت از میان صدها نمونه از اسکلت های هوموساپینسی که مربوط به ده هزار سال پیش و قبلتر از آن هستند حاوی نشانه های واضحی از خشونت بین فردی هستند. فرگوسن ادامه می دهد. اگر جنگ در دوران اولیه ما قبل تاریخ رایج بود بایستی در یافته های باستان اجسام فراوانی در رابطه با جنگ به دست می آمد. اما هیچ اثری از چنین چیزهایی نیست. هنگامی که محققان به شامپانزه های خشن اشاره می کنند و معدود جوامع گیلاس چین متکی بر باغداری را به اشتباه گشت زن لقب می دهند و ادعا می کند که اینها شاهدی بر گرایشات دیرینی جنگ هستند آدمیزاد شاخ در می‌آورد. آزاردهنده تر این که این محققان اغلب از اثرات مخرب تأمین غذا و رفتار شامپانزه ها تأثیر کوچکتر شدن لحظه به لحظه زیستگاه های شامپانزه ها به واسطه محاصره شدن توسط لشکری از سربازان گرسنه و شکارچیان غیرمجاز، کاهش فضای زندگی، غذا و ابعاد ژنتیکی موضوع صحبتی نمی کنن. به همین شکل سکوت آنها در مورد اثرات شدید افزایش جمعیت و ظهور دوران کشاورزی دامپروری بر احتمال ایجاد کشمکش و تعارض بین انسان‌ها نیز به همین میزان آزاردهنده است. یورش ناپلونی جنجال بر سر قوم یا همزمان با اینکه تابستان عشق (Summer of Love) پایان گرفت، و اولین گزارش های جین گودال از جنگ طلبی هامنتس شامپانزه ها به آگاهی عموم رسید یک بار ناپلون شاگنون با انتشار کتاب یانومامو The Fierce People یانومامو مردم ستیز جو مشهورترین انسان زنده دنیا شد پانویس Summer of Love واقعی تاریخی در تابستان 1967 در آمریکا. پایان پانویس سال 1968 برای خیال های ماجراجویانه جذاب انسانشناسانی که ادعا می ثابت کردند که جنگ بخشی ضروری و دیرینه از سرشت انسان است سال خوبی بود. این سال با انقلاب بنفش در پراگ و تت آفنسیو حمله عید تت در ویتنام آغاز شد. پانویس تت آفنسیو حمله عید تت نامی است که برشته ای از عملیات نظامی در جریان جنگ ویتنام داده شده است این عملیات از سی ژانویه مطابق با عید تت یا سال نوی ویتنامی 1968 آغاز شد و تا تابستان 1969 با شدت و ضعف در مناطق مختلف ویتنام جنوبی ادامه داشت پایان پانویس بدترین رویای مارتین لوترکینگ در منفیس به حقیقت پیوست رابرت کندی در لس آنجلس به قتل رسید و خونریزی و آشوب به خیابانهای شیکاگو کشیده شد ریچارد نیکسون به کاخ سفید فرار کرد چارلز منسون با پیروان گمراهش در تپه های خشک بالای مالیبو جنجال بپا کرد و در نهایت بیتلها نسخه نهایی آلبوم وایت را ارائه دادند در پایان این سال سه فضانورد آمریکایی برای اولین بار به فضا رفتند و شناور در سکوتی لایتناهی به این سیاره آبی شکننده خیره شدند و برای صلح دعا کردند با در نظر گرفتن همه این ماجراها شاید جای شگفتی نباشد که تفسیر شاقنون از جنگ طلبی دیرینه ناشی از خشونت ذاتی اقوام یانومامی رگ خواب مردم را به چنگ آورد توصیف شاگنون از خشونت روزمره این اقوام تحت عنوان نیاکان معاصر ما بسیار مورد پسند مردمی قرار گرفت که عاجز از فهم علت این همه بیرحمی و خشونت انسانی دچار درماندگی شده بودند. کتاب یانومامو مردمی ستیزجو جو در ویرایش پنجم هنوز هم پرفروشترین کتاب انسانشناسی است و فقط میلیون ها نسخه از آن به دانشجویان فروخته شده است. کتاب ها و فیلم های شاکنون به طور چشمگیری در آموزش چندین نسل از انسان شناسان نقش داشته است. اغلب آنها ادعاهای او را به عنوان اثباتی بر درند در خویی گونه ما پذیرفتند. اما باید بدانید که نسبت به تحقیق شاگنون باید با شک و تردید فراوانی برخورد کرد زیرا تکنیک های مشکوک بسیاری در آن به کار گرفته شده است برای مثال فرگوسن دریافت که شاگنون آمار قتل عمومی را نیز به تلفات جنگ اضافه کرده است همان کاری که پینکر در مبحث مربوط به کیبوسی انجام داده است اما مهمتر این که شاگنون تأثیر مخرب حضور خود در بین مردم مورد مطالعهاش را لحاظ نکرده است بنا بر نظر پاتریک تیرنی نویسنده تاریکی در الدرادو جنگ هایی که شاگنون و یانومامی را مشهور ساخت از 14 نوامبر 1964 آغاز شد یعنی درست از همان روزی که این انسان شناس با تفنگ های ساچمه ای، موتور قایق و قایق این پر از اشیای فولادی برای بخشیدن به یانومامی ها از راه رسید. تیرنی با استناد به رساله دکترای خود شاگنون نشان می دهد که در طی 13 سال پیش از ورود شاگنون هیچ یک از اعضای قوم ناموی قومی بزرگتر از اقوام یانومامی در جنگ کشته نشدند. اما طی 13 ماه اقامت شاگنون در بین آنها ده نفر از اعضای یانومامی در کشمکش های در گرفته بین ناموی و پاتانواتری قوم دیگری از یانومامی کشته شدند. کنس گود، انسانشناسی که ابتدا به عنوان یکی از شاگردان شاگنون برای زندگی با یانومامی ها همراه او رفت و دوازده سال در آنجا ماند شاگنون را چنین توصیف می کند. یک انسانشناس بزندر رو که با دستانی پر از خنجرهای برنده وارد روستاها می شود تا مشارکت اهالی را برای انجام تحقیقاتش بخرد متاسفانه او هر جا می رود تفرقه و درگیری ایجاد می کند. بدون شک بخشی از تفرقه انگیزی شاگنان از تفکرات جاهلانه مرد سالارانش نتیجه می شد. اما اهداف تحقیقاتیش احتمالا منبع بزرگتر مشکلات بود. او می خواست اطلاعات تبار ناختی از یانومامی می گردآوری کند. این مسئله بغرنجی است به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در قوم یانومامی نام بردن از اسم افراد بی تلقی می شود. نام بردن از مردگان نیز در فرهنگ آنها یکی از بزرگترین تابو شکنی ها بود جان فینکرز که 25 سال بین این مردم زیست است میگوید نام بردن از مردگان در بین قومه یا نومامی اهانت به مرده و عامل تفرقه درگیری و جنگ است مارشال شالینز انسانشناس تحقیقات شاگونان را یک پروژه انسانشناسی نامعقول میداند که در پی یافتن اصل و نسب مردمانی است که به واسطه تابو نمیتوانند نام نیاکانشان را بدانند یا دنبالش بگردند یا به زبان بیاورند یا حتی تحمل شنیدن نام خودشان را ندارند کاری که شاگنون برای گذشتن از صدهای تابوهای میزبانانش میکرد این بود که یک دهکده را با دیگری به جنگ میانداخت بنا بر اظهارات خودش خبرچینها را بر مبنای دعواها و دشمنیهای محلی انتخاب میکردم در سفر به دهکده های دیگر به منظور تباشناسی، دهکده هایی را انتخاب میکردم که با مردمی که در موردشان اطلاعات میخواستم روابط تیرهای داشتند سپس به قرارگاه اصلی برمیگشتم و صحت اطلاعات جدید را با خبرچین های محلی مطابقت میدادم. اگر هنگام به زبان آوردن نام جدیدی که از گروه دشمن به دست آورده بودم خبرچین ها عصبانی می شدند، مطمئن می شدم که اطلاعات درست هستند. بعضی اوقات به نامی برمیخوردم که آنها را به مرز دیوانگی می رسند، مانند نام برادر یا خواهر مرده ای که خبرچین های دیگر گزارش نداده بودند. برای یادآوری، یک، قهرمان داستان ما با بی ملاحظگی به زمین های اقوام یا نمامی وارد می شود. با آوردن خنجر، تبر و تفنگ و عرضه آنها به گروه های منتخب توازن قدرت را بین این گروه ها برهم می زند و بین اقوام یا نمامی تفرقه و درگیری به راه می اندازد. دو او تنش های پیشین بین گروه ها را تشخیص می دهد و با تحریک آنها به بی احترامی به نیاکان مورد احترام و عقلانی گروه دیگر به این اختلافات دامن میزند. سه شاگنون با دامن زدن به توهین ها به تشدید این شرایط کمک می کند و با استفاده از خشم ناشی از آن اعتبار داده های تبارشناسیش را محک می زند. چهار شاگنون پس از ضربه زدن و نمک پاشیدن به زخم های یانومامی افکار عمومی آمریکا را با داستان درباره شجاعت در میان وحشی های خشن و شیطان صفت گمراه می کند. بعد نیست بدانید که پس از سفر شاگنون کلمه آنترو به واژگان اقوام یانومامی اضافه شده است و به معنی موجودی قدرتمند با مشی غیر انسانی علائقی آزاردهنده و متجاوز به آداب و رسوم محلی است. پانویز آنترو بخش اول کلمه آنتروپولوژیست به معنای انسان شناس. پایان پانویز از سال 1995 به بعد شاگنون قانونن از ورود به سرزمین های یا نمامی من شد. در میانه دهه 1970 هنگامی که لسلی سپانسل انسانشناس بین اقوام یانومامی میزیست هیچ نشانی از جنگ فقط یک درگیری فیزیکی و چند مشاجره زن و با صدای بلند شنیده میشد. لسلی اسپانسل می نویسد در کمال شگفتی مردم دهکده من و سه دهکده همجوار اصلا به مردم ستیز جویی که شاگنون توصیف می کند شبیه نبودند. اسپانسل یک نسخه از کتاب شاکنون و عکس او از جنگجویان یا را برای توضیح کارهایش با خود به آنجا برد. او می نویسد گرچه بعضی از مردان به این تصاویر جذب شدند اما از من خواسته شد که عکس را به کودکان نشان ندهم چرا که برای آنها بدآموزی دارد. اسپانسل نتیجه می گیرد این گروه از یانومامیها ها به هیچ وجه نگاه ارزشی مثبتی به جنگ و ستیز جویی ندارند. گود به سهم خود پس از یک دهه زندگی در بین آنان فقط یک مورد جنگ را گزارش می دهد. وی به تدریج ارتباطش را با شاگنون قطع کرد و به این نتیجه رسید که تاکید بر خشونت یا نومامی داده دست خورده و تحریف شده است. گود بعدها نوشت کتاب شاگنون به شکلی غیر منطقی در موضوع اقراق کرده است و این بحث را پیش می کشد که کاری که او کرد شبیه به این است که بگوییم اهالی نیویورک زورگیر و آدمکش هستند. تلاشی بی فرجام برای اثبات ریاکاری هیپی ها و در رند برای گروه خاصی از روزنامه نگاران یا روانشناسان تکاملی هیچ چیز بیشتر از کشف ریاکاری در رفتارهای موجودات هیپی صفت خوشحال کننده نیست. سرخط اخیر اخبار روزنامه رویترز چنین است. یافته ها نشان می دهد که میمونهای های هیپی صفت به همان اندازه که عشق ورزی می کنند جنگ نیز می کنند. در این مقاله آمده است بونوبوها با وجود خوشنامیشان در عشق و نه جنگجویی در دنیای نخستی ها میمون دیگر را شکار می کنند و می خورن. یک مقاله دیگر به ما اطمینان می دهد که بونوبوها با وجود اینکه به سرچوی مشهورند دیگر نخستی ها را نیز شکار می کنند و می خورن. سومین مطلب با لحنی استهزا آمیز وزیر سرخط میمونهای دیوانه روابط جنسی از کشتن نیز لذت میبرند می نویسد همانطور که در مورد هیپی ها ماجرای آلتامونت وجود دارد نام جایی که فرشتگان جهنم یک شرکت کننده در کنسرت را کشتند در مورد بونووا نیز ماجرای پارک ملی سالونگا وجود دارد یعنی جایی که دانشمندان گواهی میدهند این نخستی های ظاهرا اطفال میمون را شکار می کنند و میخورند. دیوانی روابط جنسی ظاهرا صلح دوست در حال خوردن اطفال میمون مگر میمون ها طفل دارند اگر شامپانزه ها و بونوبوها ها هر دو جنگ هستند شاید ما واقعا بازماندگان سردرگم یک عادت پنج میلیون ساله خشونت های مرگبار باشیم اما یک نگاه دقیقتر آشکار می کند کسانی که کمی سردرگم هستند در واقع این روزنامه نگاران هستند محققان در طی پنج سال مشاهده بونوباها تنها ده مورد تلاش برای شکار میمونها را گزارش دادند بونوباها در سه نوبت از این دهبار بار موفق شدند و گوشت میمون بین شکارچیان که گروهی تشکیل شده از بونوباهای ماده و نر بود تقسیم شد بررسی چند نکته قابل توجه روزنامه درگیر با مسائل علمی اینکه بونوبوها به طور منظم دست به شکار میزنند و گوشت میخورند داده جدیدی نیست و مدت زیادی است که محققان از آن خبر دارند و آن را گزارش کردند. معمولا حیوانات مورد سید بونوبوها بزهای کوهی کوچک معروف به غزالک دویکر سنجاب حشرات و نوزاد حشرات هستند خط تکاملی منتج به انسانها، شامپانزه ها و بونوبه ها حدود سی میلیون سال پیش از خط تکاملی منتج به میمون ها جدا شده است. به بیانی دیگر شامپانزه ها و بونوبه ها همان قدر به میمون ها نزدیکند که ما هستیم. میمون های جوان اطفال محسوب نمی در بسیاری از نقاط دنیا، گوشت میمون یکی از غذاهای لوکس موجودی در منوی رستوران های چینی و باربیکیو های جنگلی است. سالانه ده ها هزار میمون پیر و جوان در سراسر جهان در آزمایشگاه های تحقیقاتی قربانی می شوند. با توجه به این نکات آیا می توان گفت که انسان ها نیز در حال جنگ با میمون ها هستند؟ هیچ چیز مانند سرخط جنگ به فروش روزنامه ها کمک نمی کند. حتی اگر گفته می شد جنگ وحشیانه هم نوخارانه یه میمون های هیپی سفد از آن هم روزنامه را پرفروشتر می کرد. اما شکار کردن و خورده شدن یک گونه توسط گونه دیگر را به سختی میتوان جنگ نامید این اسمش صرف نهار است اینکه بگوییم بونوبوها و میمونها ممکن است از دید یک فرد غیر یکسان به نظر برسند حرف نامربوطی است زمانی که یک دسته گرگ یا کایوت به یک سگ ولگرد حمله میکنند آیا اسمش جنگ است پانویس کایوت یا کایوتی پستانداری از راسته گوشتخاران ردی سگسانان است این جانور بومی آمریکای شمالی و مرکزی است پایان پانویس همه ما باز شکاری را حین گرفتن پرندگان در آسمان دیده ایم. آیا این هم جنگ است؟ این پرسش که آیا گونه ای ما به طور طبیعی، صلحجو یا جنگ طلب، بخشنده یا خسیس، دارای حسادت جنسی یا متمایل به عشق آزاد است، مانند این پرسش است که هاشدو او آب به طور طبیعی جامد، مایع یا گاز است. تنها پاسخ معقول به این چنین سوالی این است که بستگی به شرایط دارد بر روی یک سیاره تقریبا خالی که غذا و سرپناه به وفور توضیح شده است دور ماندن از درگیری انتخاب آسان و جذابی است در شرایط محیطی که نیاکان ما میزیستند انسانها در جنگ متقابل با یکدیگر بیش از آن که چیزی به دست آورند چیزی از دست میدادند شواهد فیزیکی و محیطی مربوط به ما قبل تاریخ نشان میدهد که نیاکان ما بیشتر عشق میورزیدند تا بجنگند پایان فصل 13.